سلام چطوری؟ علیکم. سلام علیکم. سلامتی؟ قربان شما. بذار ببینم صبحتون ببینم بخیر. شبشو حتی شما بعد از ظهر اینجا ما کلا صبح. الان روزی، ما الان تو وضعیت 6 ماه روزی به قول معروف. آره دیگه، ما هم اینجا همین تا ده دهانی ما هم روزیم هنوز. ولی شما دیگه فکر کنم اوضاعتون از ما هم بدتره، نمیدونم. آره، ما یه حالت ناجوانمردانه از روز بودن رو داریم. خب خوبی سینا؟ قربونت عباس جان. خوش میگذره اوضاع؟ آره خوبه، آره خدا رو شکر فعلا خوب میگذره همه چی. واکسن زدین شما؟ من آره الان 1 ماه و 1 روز پیش دوز اول رو زدیم، حالا از یه 15 روز دیگه هم دوز دوم باز میشه، شروع میشه، اونم یه چند روز بعدش احتمالا بزنیم. شما فایزر زدی داره؟ من شخصا مادرنا بهم رسید. ما از قبل ثبت نام میکنی، میری اونجا هر چی بهت بزنن، یعنی از قبل نمیدونی در اصل. کانادا یه دفعه اون هفته یه بچه گنده از مادرنا گرفته بود، به خاطر این اون سنتر ما داشتن مادرنا میزدن زیاد. خب بالاخره هرچی واکسن تو دنیا بود که شما کانادا یه خریدی داخل. نه کانادا حالا داستان داره، این خبر رو نبود. سلام علیکم. سلام علیکم. شما صبحتون بخیر. صبح بخیر. کی کجاست؟ سینا که آلبرتا کانادا. شما کجایید الان؟ شما هم چیز دیگه، ویرجینیا شهر. ویرجینیا، آره. شما میشید، من پدرم شهرهایی که غیر از اصفهان رو به محوریت امامزادهاش میشناسه. مثلا تهران براش جاییه که دوتا امامزاده، یه امامزاده صالح داره تو تجریش، یه شاب دو لزیم، بقیه چیزو نسبت به این دوتا میسنجه. حالا آمریکا هم واسه ماها اینجوریه، یه نیویورک این ورش میشناسیم، یه لس آنجلس این ورش. این شما کدوم ورید؟ مثلا یکی اون یکی به نیویورک نزدیکتره. نویز پنکه من میاد، باید خاموشش کنم یا اصلا نمیشنوید؟ من نمیشنم. من نمیشنم. برای جان سلام، خوب هستین؟ خیلی خوش اومدی. متشکرم. صدا من خوبه؟ همه چی خوبه. شما صدا تصویرتون عالیه. من فقط همچنین چیزی میذاشتم زیر گوشیم، هرچی فکر میکنم کجاست. بعد من یادم افتاد جعبه سوهانی بود که خوردمش تموم شد احتمالا. جعبه سوهانه رو خوردی یا سوهان رو خوردی؟ با هم. خلاصه که اینجوری. خب خیلی خوش اومدین، امیدوارم که آخر هفتهاتون اونایی که خارج بودید خوش گذشته باشه. به مرتبه شما هنوز آخر هفته دارید به مقدار کافی. برای جان شما هم امیدوارم که در انتهای بهار زیبای تهران زیاد گرم و زرده نشده باشی بالاخره، چون شنیدم خیلی گرم شد. آره خیلی گرمه، ولی خب من بیشتر روزا از خونه کار میکنم، خیلی تو گرمای برمارم. خیلی هم خوب. فکر میکنم دیگه تقریبا به مقدار کافی همه چیز آماده است، صدا و تصویر همه خوبه. من کامنت ها رو بستم، آخر برنامه باز میکنیم. من از این عادت دارم که اول میگم هر آدمی یه کمی از مسیر خودش بگه چی شده که اینجا رسیده. این برنامه خیلی خوبه به چند دلیل. من تا لراجع به این حرف نزدم توی این گفتگو. من علت این که اینستاگرام رو انتخاب کردم، من این لایوهای 4 نفر رو خیلی دوست دارم، یعنی هم تنظیم کادرش خوبه، هم تعداد کافی آدم هست. بعد همیشه هم تلاش همینه که توی این 3 تا مهمونی که دعوت کنم حتما یکیشون خانوم باشه، حتما یکیشون ایران باشه، بعد حتما یکیشون تهرانی نباشه. این سعی کنم دایورسیتی رو تا اونجایی که میشه فراهم کنم، تا جایی که حالا برنامه قبل اینجور بود که همه تهرانی، همه هم دانشگاه تهرانی بودن، یعنی اصلا اینجور بود که همه گفتن چی شد آرمان هاتون، بعد گفتیم که ببخشید پیش میاد. ولی آره امروز خیلی خوشحالم چون میدونم که سینا مثل من تهرانی نبوده، اومد بهشتی و رفت. سینا هم فکر کنم اولین کسی که تو کل این گفتگوها من از لحاظ ورود به دانشگاه زودتر ازش اومدم دانشگاه. سینا جزو
معروف‌های ورودیه 92 بودی درسته؟ 92 بودم آره. از اون طرف زهرا یک سری داستان هیجان انگیز داره از مسیر علمیش، خصوصا جایی که درس خونده که به نظرم برای همه شنیدنش حتما، به قول فیلم مختار، خالی از لطف نیست، خالی از حکمت هم نیست. آره. خب حالا دوستایت کدوماتون شروع کنید یک کمی از این مسیر بگید که چی شد و اینجا چی شد که رسیدید و این حرفا. قرعه بکشیم؟ بکشیم. بهراد شما شروع کن. من یه رندوم جنریتوری آماده دارم، سری میندازم، کلپس کرد و شما. من این قرعه کشی که کردی منو یاد یه درسی انداخت، یه درس دارک یونیورس داشتیم، بعد قرعه کشی میکردن، یه سری مقاله هر جلسه همه باید میخوندن، قرعه کشی میکردن که کیه رای بده. از 16 جلسه کلاس 11 جلسه شو من رای دادم. تاسشون خیلی مثل این که دیگه لودت بود. مشکل تکرارم داشته، نباید قاعدتا این همه تکرار داشته. خب بفرمایید. خب اول سلام میکنم به همه و خیلی ممنون که دعوت کردین. بهراد تقوی هستم. من ورودی 89 لیسانس بودم، لیسانس و دانشگاه تهران بودم. موقع لیسانس ما گرایش نداشت، حالا الان نمیدونم به چه وضعه. یه خورده مختصر اون کارهایی که آخر لیسانس هم کردم به کوانتوم انفورمیشن و این چیزا مربوط بود، بعد کارش توی کوانتوم کاسمولوژی. بعد سال 2014 مسیر آموزش هم غیرعادیه. 2014 اپلای کردم برای PhD دایرکت، یه دو سال آمریکا بودم دانشگاه استونی بروک. 2016 قرار نبود کامل برگردم، واسه مرخصی برگشتم، خلاص موندگار شدم دوباره همینجا فوق دانشگاه تهران. با همون استاد لیسانس هم کوانتوم کاسمولوژی کار کردم تو گروه گرانش. الانم دانشجوی PhD هستم توی IPM تو گروه دکتر ناسه و رو ADS-CFT و بلک هول انفورمیشن پرابلم کار میکنم. آره من توی اسم ببخشید، من تازه از دوچرخه سواری میام، بعد به قدر زیاد تشنه شده بودم. من توی استوریا گفتم که بهراد روی این کلمه های خیلی فنسی کار میکنه، یعنی کوانتوم انفورمیشن، نمیدونم پارادوکس، نمیدونم فلان بیسا و سیاه، یعنی خیلی کلمه های خوش مشتریه، واسه همینه که خیلی خوبه آره اینجا هستی و اینا رو خیلی. اینم جالبه که رفتی آمریکا و برگشتی حالا IPM، اینم یک سری چیزای جالبی میگه که بعدم میشه راجبش حرف زد، خیلی خوبه. خب نفر بعدی رو دوباره قرعه بکشیم یا زهرا شما میخواین شروع کنید؟ خیلی هم فرق نمیکنه قرعه بکشیم. من زهرا تبریزی هستم، ورودی خیلی احساس پیری دارم، ورودی خیلی لیسانس هم از زهرا بود، ارشد شریف بودم، کیهان شناسی خوندم. از اواخر لیسانس دلم برای بنیادی کار کردن میخواست، برای همین از همون اواخر لیسانس میرفتم IPM سخت دادم. برای همین اون موقع زمان ما IPM 6-7 سال یک بار دانشجو میگرفت، نمیتونم الان چطوری خودم رو بکنم الانم بیتر. اون سالی که داشتن دانشجو میگرفتن که اونجا زراد بخونم، خلاصه دکترام IPM بود. از اول قرار بود ما برای بخش پژوهش دکترامون بریم یه کشور دیگه، که چون من دلم لاتینو کار کردن میخواست قرار شد برم برزیل. نصف دکترام برزیل بودم، بعد دانشگاه سابق و پستاک اولم بود، الانم ویرجینیا تک پستاک دوم. من همیشه یه آدم هایی که آمریکا جنوبی رفتم خیلی برام چیزه، تو رو خود تعریف کنید اونجا چه شکلی بود اینا، چون فکر میکنم خیلی اختلاف، یه آبادان بزرگیه اونجا و سمه، فکر میکنم خیلی خوش میگذره آدم. حالا میگم سوال علی، الان یه چیزی هستید که ما توی ایران بهش میگیم پست‌داک، یعنی یه حالتیه که فقط ریسرچ میکنید و کارتون هم مربوط به همون نوترینو هاست که حالا باز میگیم اینا چیه. درست.
مرسی سینا جان. شما مرسی عباس جان. سینا سفرآبادی فراهانی هستم، کل فامیلی رو میگم چون سفرآباد رو احتمالاً کسی نشناسه ولی فراهان استان مرکزی رو خیلی میشناسن. فکر کنم من اینجا کسل کننده ترین سیر تکامل رو دارم. من ورودی 92 دانشگاه شهید بهشتیم و سال 96 که لیسانسم تموم شد خورد به همون سالی که انتخابات آمریکا بود و آقای ترامپ رأی بردن دیگه، و من شانس آوردم که من آمریکا اپلای نکردم حقیقتاً، چون من چیده بودم که خیلی از دانشگاه ها رو آمریکا بزنم، حتی جیاری جنرال هم دادم من اون سال، و وسطش قبل از انتخابات آمریکا بود گفتم نمیارزه به ریسکش، ولش کن، جاتون خالی، همه رو زدیم کانادا و همون سال 96 چیز شد دیگه، ارشد و اومدم دانشگاه البرتا. ارشد و رو چیز داشتم کار میکردم، کارهای شبیه سرن که واقعا میشه فیزیک انرژی های بالا، راجع به کوانتوم بلک هول که تو سرن مطالعهش میکنن و اینا، و کار استادم تو کوانتوم گراویتی بود، تو کوانتوم بلک هول کار میکردم یه دو سال. بعد از اینکه ارشد تموم شد دیگه حقیقتا خسته بودم، حوصله اپلای جای دیگه نداشتم، و یه استاد تو دانشکده خودمو میشناختم که خیلی آدم خوبی بود و همه چیش خوب بود و کارهای ریسرچش رو دوست داشتم، کارهای دارک متر کار میکرد دیگه. همون سال اول ارشد که یه سال موندم رفتم باهاش صحبت کردم که آقا سال دیگه دانشجو میگیریم ما اینجا ببونیم یا نه، گفت آره میگیرم، همینجا فعلا موندیم، یه دو سالم هست دکترا رو اینجا فعلا موندیم، یعنی 4 سال اخیر رو من تو همین البرتا موندم. پس شما توفیق زیارت سرن رو توی برنامه‌تون داشتی؟ آره، سال اول که بعد از یک سال که اینجا ارشد بودم استادمون یه سر فرستاد رفتیم یه سرنی، یه هفته ای رفتیم، و ولی متاسفانه تو اون تونله نمیتونستیم بریم، موقع اصلا کلا بسته بود و هر کسی اصلا پایین اصولاً هم راه نمیدن، ولی خب اصلا اون سری چیز بود، شات داون دیتکتور بود و اینا داشتن کار میکردن، اصلا نمیشد رفت. در حال احتمالا می رفت دیدم اون قسمتی که خیلی چیزای هیجان انگیز رخ می داد و نمی دیدید، از بیرون فقط باید اینجور لولدن رو نگاه می کردید. آره زیاد 27 کیلومتر لوله خیلی هیجان انگیز نیست، مگر اینکه بری اون قسمت دیتکتورهاش. آره خصوصا اگه خیلی به تونل علاقه دارید، تهران تعداد زیادی توی این سالهای اخیر زد میتونید برید استفاده کنید. پس سینا تو الان کارت محاسباتی میشه؟ آره، کلن کارهای ماها چیز دیگه، دیتا آنالیزه، مگر اینکه بچه هایی که رو قسمت های هاردویر دارن کار میکنن، سخت افزاری داستانه که تو ساخت دیتکتور، حالا فکر کنم حالا جلوتر صحبت کنیم که چی کارا میکنن، دو گروهن اینجا، و اکثرا حتی کسایی هم که رو قسمت سخت افزاری کار میکنن بخشی از کاره، چون که زمانی که دیتکتور شروع کنه به دیتا جمع کردن دیگه سخت افزاری ها خیلی کار خاصی نخواهند داشت. به خاطر همین حتی بچه های، مگر اینکه بچه های مهندسی بوده باشن که یه 3-4 سالی که دیتکتور داره ساخته میشه کار میکنن بعدش میان خداحافظ شما، ولی بچه هایی که خود فیزیکن رو سخت افزار کار میکنن بعدش کلا میشه کارهای دیتا آنالیزیگه. من یادم اولی لیسانس بودم دختر خانم اومده بود از سر، گفت من کارم ذرات بنیادی تجربیه، اصلا کلا تو ذهن من فیزیک تجربی کارا آدمایی هستن که مثلا اینه مکانیکا روغنی هستن، دستاشون همیشه مثلا هیکلام باید درست باشه، بذار نگاه کردم مثلا ببخشید یعنی چی کار میکنید که ذرات بنیادی تجربی، چیکار میشینید پشت کامپیوتر دکمه میزنید این دو تا با هم بخورن دیگه، ولی نگاهی کرد، یه نگاهی به من کرد عاقلا در صفی، گفت آره یه چیزی تو همون مایه. یعنی فکر کنم امروز ما توی مهمونامون هیچ کدوم تجربه کار نیستن، درسته؟ یعنی تئوری و محاسباتی هستید بقیه‌تون. یعنی حداقل این چیزایی که بهراد گفت که خیلی نظری و ریاضی به نظر میرسه، از اونورم فکر کنم کاری هم که زهرا میکنه مجددا کاغذ بیشتر میطلبه تا هر چیز دیگه. درست میگم؟ پدیده شناسیه که باید آزمایش ها رو خوب بشناسم، بهشون پیشنهاد کار کنم یا از داده هاشون استفاده کنیم، ولی ما نیستیم که این نا رو میزنیم به هم که هر کاری بعد ما میگیم چطوری بکنن بعد داده هاشون. آره چون که توی گرایش فیزیکی چیزی هست بهش میگن فنومنولوژی، یعنی رسما بهش میگن فنومنولوژیکال پارتیکل فیزیکس یا همچین چیزی، و
خیلی واسه من غریب بود، چون تنها رشته ایه که بین چیزهای فیزیکی که مردم اینقدر میگن پدیدار شناختانه میخوایم نگاه کنیم. یکم میگید یعنی چی مثلا؟ واقعا به معنی واقعی کلمه بین نظری و تجربیه. به طور خاص کاری که من میکنم اینه که مثلا فلان آزمایش داره ساخته میشه توی آمریکا، ما میایم شبیه سازی میکنیم که توانایی های این آزمایش چیه، پتانسیل این آزمایش. مثلا میگیم که ببینید اگر شما برید توی فلان انرژی دنبال فلان پارامتر بگردید، میتونید این قسمت فیزیک رو پروب کنید یا این نوع فیزیک رو، فیزیک جدید یا حتی فیزیک مدل استاندارد رو بررسی کنید. بعد حالا در حالت ایدئال اونها به حرف ما گوش میدن، میرن همون کار رو میدن. یا ممکنه اونها داده دارن یا عالمه داده دارن، بعد ما از داده های اونها استفاده میکنیم، میگیم خب این داده فیت میشه به این مدل خاص فیزیک. اگر به این مدل خاص فیزیک فیت کنیم، جرم این ذره جدیدی که نمیدونیم چیه یا کجاست باید توی این رنج باشه، وگرنه با این داده های آزمایشگاهی نمیخوره. پس کماکان درسته اسمش یه کمی مهربونه ولی شدیداً جزئیات فنی ریاضی اینا داره. هر هم جزئیات ریاضی داره، هم برنامه نویسی خوب باید آدم بلد باشه، هم جزئیات آزمایش رو بدونه که این آزمایش چطوری انجام شده، چه عدم قطعیت هایی داشته، کلن اطلاعات آزمایش رو آدم بدونه دیگه. ما توی لیست اسم گرایش هایی که داریم یکی یکی میریم جلو، من نشدم فیزیک ذرات بنیادی، بعد براد اومد کامنت گذاشت که بهتره اسمشو بگید فیزیک انرژی های بالا. براد کمی راجع به اول حرف بزن که اولا چرا این اسم نه اون، و بعد بگو که چی میشه که بر اساس انرژی میتونیم فیزیکو طبقه بندی کنیم. من راستش مشخصا به خاطر سود خودم کار کردم دیگه، چون همه انرژی فیزیسیست ها الزامن پارتیکل فیزیسیست به اون معنا نیستن. به این معنا که مثلا من تو کار روزانم تقریبا هیچ وقت نمیشینم اسکترینگ امپلیتود حساب بکنم، بخوام ببینم که اگه مثلا دوتا ذره مختلف رو بکوبم به هم چه اتفاقی میفته. اِوولوشن تاریخیش اینجوری بوده که این فیلد از اینجا شروع شده که مردم خب داشتن مدل استاندارد ذرات بنیادی رو میساختن و در واقع جلو رفتن، این مدل تقریبا تکمیل شده. ولی حالا آدمایی که تو فیلد ما هستن مثلا بیشتر استرینگ تئوریستا و اینا، اتفاقا چیزایی که باشون سر کار دارن مثلا پارتیکل نیستن، ما با یه موجودات اکستندد سر کار داریم به اسم استرینگ و برین و این چیزا. ولی اون قسمت دوم سوالی که چرا اینجوری اسم گذاری میکنن، خب ما معمولا همیشه اینجوری از فیزیک اطلاعات بیرون میکشیم که یه تئوری پیشنهاد میدیم، بعد تئوری رو پوش میکنیم به سمت اون لیمیتش. یعنی حالا تو گرانش اگه هست جرمای خیلی سنگین که میشه سیاه چاله ها، اگه انرژی به سمت انرژی های خیلی بالا یا انرژی های خیلی پایین که همون لو تمپرچری هست که فکر کنم هفته پیش مهمون های شما یه ذره راجبش صحبت کردن، و با این نگاه کردن به تئوری های مختلف فیزیکی تو در واقع اون حالت های اکستریمشون میتونیم تست کنیم که چقدر اون تئوری ها در واقع اصطلاحا روباستن و چقدر چیزهای جدید ببینیم که میتونیم ازشون بیرون بکشیم. حالا فیزیک انرژی های بالا مشخصا با اسکیل های خیلی خیلی کوچیک سر و کار داره. شما هر چقدر که بخواید اسکیل های کوچیکتر رو کاوش بکنین، پروب بکنین، اصطلاحا باید از انرژی های بالاتر و بالاتر استفاده بکنین. برای همینم به کل این فیلد، حالا همون قسمت ذراتش و همون قسمت گرانش کوانتومیش یا استرینگ تئوریش، مجموعه میگن فیزیک انرژی بالا. خب پس بذارید من یه چیزی بگم، اگر کسی مثلا دبیرستانیه، ما میدونیم که یه چیزایی توی دنیا وجود داره به اسم اتم که اینا از یه چیزایی ساخته شدن به اسم پروتون و نوترون و الکترون. بعد ایده اینه که انگار الکترون خودش دیگه نمیشکنه به چیزی تقسیم بشه، ولی باز هم پروتون و نوترون ها به چیزایی تقسیم میشن که مثلا بهشون میگن کوارک. بعد دعوا سر بنیادی بودن به این معنیه که آقا کجا ما بریم پایین که اون آخرین ذره
اون چیه؟ ما بهش میگیم elementary part کیل، یعنی چیزی که دیگه همه چیز از این ساخته میشه. مثلا اونایی که دیگه اینا یه جایی هستن که دیگه از فیزیک اتم مولکولی پایین ترن از لحاظ اندازه، اما خب از اون طرف یه اتفاقی هم که میفته انرژی هم مهم میشه. واسه همینه که بهراد میگه مثلا من دارم با سیاه‌چال کار میکنم، سیاه‌چالی که دیگه پروتون نوترون نیست که، یه موجود دیگه است، یه قوله بیشاخ و دوم عجیبه، ولی اونم میشه مثلا فیزیک انرژی بالا. خیلی جالب شد اینی که گفتی، من اینو سرچ کردم، اینو اوله یه کتابی دیده بودم که میگه که ارسطو اومد یه چیزایی راجع به علم گفت که اشتباه بود، گالیلو و نیوتن اومدن درستشون کردن، بعد اینشتین اومد دوباره چیزایی زد به هم، تا بعد ما زور زدیم همه چیزو درست کردیم و الان فیزیک خوب کار میکنه، غیر از برای اجسام خیلی کوچیک، اجسام خیلی بزرگ، اجسام خیلی داغ، اجسام خیلی سرد، اجسام خیلی سریع، اجسام خیلی سنگین، چیزای تاریک، توربولانس و مفهوم زمان. این یعنی که ما یه وسط فیزیک هست که این خوب کار میکنه، بعد این ور بریم سرد بشه دعواست، این ور بیایم گرم میشه دعواست، این ور از اون ور خودش میدیم سنگین میشه، سبک میشه. آره، تا اینکه حالا چیزای جالبه، خیلی چیز بامزه واسه شروع. خیلی خوب، حالا بیایم اینجوری وارد این مسئله بشیم که شما مثلا همتون دیگه لیسانستون فیزیک خوندید و من همیشه میگم که لیسانس، چون مثلا من با شما خیلی فاصله دارم، خب این اسکترینگ امپلیتود آخرین باری که من حساب کردم اینجوری بودم که this is the last time دیگه بودم من دیگه از این چیز حساب نمیکنم. آره، ولی خب بالاخره همون با یه چیزی شروع کردیم، با این تفاوت که مثلا جنس کار ما از لازم موضوعی و فنی، یعنی ریاضی لازم و اون دیالوگ هایی که شک میگیره برای شما بیشتر پیش میاد توی دانشکده ها، خصوصا که توی ایران که تئوری مهمتره معمولا بیشتر پیش میاد که استادای بهترمون هم مثلا نظری کار باشن. آیا این سبب شد که شما از این فیلد خوشتون بیاد، یا اینکه نه خوشتون اومد چون که یه دوست داشتید که این سمتی بود، یه روز رفتید یه کنفرانسی دیدید آ چقدر اینا باحال، ویدیو دیدید، نمیدونم دوست داشتید فایمن بشید، چی شد؟ این راه شما از کجا شد؟ باید سینا تو بگو که یه ذره جوانترم هستی. من چیز بود، من از هلوهوش شاید میتونم بگم از دوره راهنمایی که اصلا من فرق نجوم چی بهش میگن آماتوری که میرید آسمون رو نگاه میکنی، از اون دوره که اصلا نمیستم آقا فرق این با کیهانشناسی چیه، با اخترفیزیک چیه، با پارتیکل فیزیک چیه، چیزایی که تو آسمون بود و دوست داشتم کلن. و زمانی هم که رسید دوره کنکور، من اینجور بودم که تا مثلا حالا دوره دبیرستان که چون حالا خب چون ما از یه شهر کوچیک تاودیم اطلاعات کنکور اونجوری خیلی نبود، میرسیدی به سال دوم سوم دبیرستان یواش یواش شروع کردی میفهمیدی داستان چیه. خلاصه اینجور شد که فهمیدم که آقا مسیر باید از سمت فیزیک بره، و به خاطر همین تا دوره لیسانس که چرا رفتم فیزیک از این قضیه شروع شد که میدونستم هدف چیه و میدونستم مسیر اولیه باید از فیزیک شروع شه. بعد تو دوره فیزیک که داشتیم، مثلا خب تو فیزیک شما تو دوره لیسانس یه عالمه درس پاس میکنید، تو هر زمینه ای داری دیگه، دو تا موضوع خیلی من دوست داشتم، یکی پارتیکل فیزیک بود که شما شروع میکنی اصلا اون الیمنتری پارتیکل ها میای و تمام این ذرات دیگر رو میشناسی و بازم هیجان انگیز بود، و از طرف دیگه کیهانشناسی رو خیلی واقعا دوست داشتم، چون که هنوزم الان حس میکنم من کیهانشناسی رو بیشتر دوست دارم و به خاطر همین سمت دارک مترم، چون که عملا تمام observational فکت هایی که ما داریم که میخواییم بگیم آقا دارک متر به این دلایل وجود داره، همش داره از مدلای کیهان شناسی درس میده، یعنی خیلی به پارتیکل فیزیک ربط نداره. و اصلا مشکل پارتیکل فیزیک تا حدی اینه که کاندیدای خیلی خوبی برای دارک متر نداره، دارن یه سری کاندیداها ولی هنوز تهش میرسیم که بهترین کاندیدامون یه چیزیه که خیلی به پارتیکل فیزیک واقعا ربط نداره، یه چیزی میگیم که اصلا مدل استاندارد نمیتونه توضیحش بده. تو داری یه چیزی میخونی که بهش میگن استرو پارتیکل فیزیکس، یعنی یه دیگیه که توش یه چیزای نجومی هست به آسمون مربوطه، یه چیزایی هم به پارتیکل فیزیک. اینا چه جوری به هم ربط داره؟ چرا اینا به هم ربط داره؟ یه بچه در بیرستان هم اگه از تو بپرسه که این چیزایی که تو آسمون خیلی بزرگن ولی این چیزایی که بهش میگید پارتیکل خیلی کوچیکن، چی شده که اینا به هم ربط دار شدن؟ جوابش چیه؟
ببین دو تا رشته فیزیک رو جدیدن دارن، دو تا زیرشاخه ذرات بنیادی و یک کوچولو دارن جداش میکنن، فیزیک نوترینوها و فیزیک دارک متر رو دارن یواش یواش بهش میگن استروپارتیکل. یعنی ما حتی تو گروه البرتا برای ما اینجوری، الان میگه زهرا خانم داره مخالفت میکنه، ولی مثلا برای ما اینجوریه. بستگی داره آخه، مثلا بستگی به دیتکتور شما داره که آیا از نوترینو هایی که میخواید دیتکت کنی، خب بستگی داره که سورس اینا کجا، از خورشید داره میاد یا از کازمیک ری های دورتر مثلا. ولی خب آره ولی خب ما چون گروهی که تو البرتا داریم، گروهی که تو قطب دیتکترشون و مال کازمیک ری ها هست بیشتر تا نوترینو های مثلا خورشید، ما این دوتا گروه بچه های دارک متر و بچه های نوترینومون با هم یه گروه استروپارتیکل، یعنی فقط دارک متر برای ما استروپارتیکل نیست، حتی بچه های نوترینو فیزیکار اینجا ما جفت این گروه ها رو بهش میگیم استروپارتیکل. و داستانی که بهش میگن استروپارتیکل، میگم چون که تمام اصلا شروع پیشنهاد این که آقا چیزی هست به نام ماده تاریک، من فارسی شو مثلا یادم رفت بود بگم، پس دعوا از اینجا شروع میشه که مردم فکر کردن یه چیزی وجود داره نمیفهمیمش، اسم دارک متر، که اینو بیشتر که شناسا ادعا میکرده. بعد از اونجایی که از در فیزیک در از شروع شد، چون ابزرویشن اول سرعت ستاره ها به دور کهکشان ها یا سرعت کهکشان ها توی خوشه کهکشانی، سال 1933 اولین ابزرویشنی که آقا یه چیزی تو فیزیک داره میلنگه این وسط. پیشنهاد دارک متر از اونجا شروع شد که یه سری از بچهای تئوری اینجوری بودن که آقا نمیشه که تا شما یه چیزی میبینید زارت بگید که یه ماده جدید هست. شروع کردن با تئوری بر رفتن. یعنی شما یه جدولی دارید که مثلا میگید آقا این هر چی تو دنیا هست تو این جدول است، بعد یه دفعه یه چیزی رو دیدید که با رفتار این جدولتون سازگار نبود، بعد از اونجایی که خیلی دوست دارید هر چیزی رو نمیفهمید اسم قشنگ بذارید روش، به این گفتید دارک متر. نه این حالا اگه نمیدونم به طنز داره میگه نه، دلیل این که بهش میگن ماده تاریک اینه که با فوتون هیچ انتراکشنی نداره و شما فقط میتونی تأثیرات گرانشیش رو ببینی، یعنی شما هیچ وقت تا جایی که فعلا ما میدونیم، مگر اینکه یه تحت شرایط خیلی خاصی که مثلا شروع کنه با فوتون هم مثلا اینتراکشن داشته باشه، ولی به خاطر این بهش میگن ماده تاریک که شما نمیتونی از واکنش های الکترومغناطیسی ببینیش و تمام چیزایی که ما داریم از گرانشش درست داره میاد. پس اختر فیزیک دونای چیزایی رصد کردن، بعد ما آدم پیش ذراتی ها گفتم بیاین عقلمون رو بذاریم رو هم ببینیم این چیه، واسه همینه که اینا یه جوری به هم نزدیک شدن. آره و چون که این چیزی که میگم، چون داستان داره که حالا چون میگم دارک متر هیچ ایده‌ای واقعا نداریم چیه، فقط میدونیم یه چیزی هست که تقریبا 5 برابر ماده عادی. اینجا مثلا یکم داستان پیش میاد که بچه های مثلا دارک متر کار، بچه های کازمولوژی کار میگن باریونیک متر که میشه تمام ذراتی که ما تو کیهان میبینیم. بعد شما بیای تو پارتیکل فیزیک باریون یه چیز خاصی، یعنی شما بوزون داری، فرمیون داری، بعد اینا مثلا باریون ها رو تشکیل میدن و بچه‌ها پارتیکل مشکل دارن که آقا این که میگید باریون باریون نیست، بخاطر یکم ترمینولوژیشون یه کوچولو فرق میکنه، ولی ته داستان اینه که تهش پیشنهاد میدن که ماده تاریک یه نوع ذره باید باشه. احتمالا میگم هنوزم هستن بچه های تئوری که سعی میکنن جی آر رو عوض کنن، فیزیک نیوتونی رو عوض کنن، ولی نمیتونن عملا. انقدر این ابزرویشن ها داره زیاد میشه که تئوری ها میتونن یکی دو تا سه تاشو نهایتا توضیح بدن، تو چهارمی به فنا میرن. ولی چون دارک متری که ما کار میکنیم و دنبال ذره، این ذره رو میگه خب این مشکل داره، محدوده جرمش رو اینجوری میکنیم، این مشکل رو داره مثلا این خاصیتش رو یکم عوض کنیم، ولی شما تئوری رو نمیتونی هی هر دفعه بیای باش ورداری که بخوای هی حالت خاصش بچپونی. به خاطر همین ما دنبال یه واقعا به معنای واقعی دنبال پارتیکل میگردیم و بیاند استاندارد مدل ها هستن که یه سری کاندیداهای پارتیکلی دارن واسه ماده تاریک. خب من فهمیدم، پس تو هم کیهان شناسی دوست داشتی، هم ذرات بنیادی، رفتی یه جایی که جفتش باشه، این مسیر خیلی شسته رفته ای بوده برات. آره خانم دکتر فرهنگ تو دانشگاه شهید بهشتی، من هر دفعه بهش گفتم استاد کدومو برم، من نمیدونم کدومو بیشتر دوست دارم، خب چون کار نکرده بودیم لیسانس، فقط 4 تا درس پاس کرده بودیم دیگه. میگفت ببین فعلا ارشد تو برو، حالا بعدا خودت میفهمی چی دوست داری.
که اومدیم همین شد دیگه. ارشد رفتیم کلن پارتیکل فیزیک سرن بودیم و دکترا کلن اومدیم این ور سمت کیهان شناسی چون واسه هم جالب تره. جالب. خب خوبه. من یادم اون موقعی که شما بهشت بودید چیکارو میکرد. مثلا اینه که الان که گفتی یادم افتاد. خب خانم دکتر زهرا شما بگید برامون با تجربه تعدد قاره‌ای هم که رفتید این تجربه ها چجوری عوض شده؟ شما از اول عشق این چیزا بودید یا اینکه آره فیزیک بابام بود ولی فیزیکی که دست کم زمان من که فکر کنم عهد دقیانوس حساب بشه فیزیکی که توی دبیرستان میخونیم خیلی فرق داره با فیزیکی که واقعا فیزیک توی دانشگاه میخونیم. یعنی هیچ حسی نداریم وقتی، یعنی من نداشتم وقتی میگفتم فیزیک دوست دارم چی دوست دارم، من فکر کردم کار آزمایشگاهی توی فیزیک یعنی واقعا بری توی آزمایشگاه دو تا چیز رو با هم قاطی کنی. دست کم برای خیلی از گرایش های فیزیک کار مثلا اکسپریمنتالیست الان با کامپیوتره، ولی خلاصه فیزیک رو دوست داشتم. تو لیسانس بیشتر در معرض فیزیک نظری بودم که درست گفتیم به نظرم خیلی از اساتید بهتر ایران کارشون فیزیک نظریه. نمیدونم اگر آدم یعنی اکسپریمنتالیست های خیلی بهتری اطرافم بود نظر عوض میشد یا نه، ولی از اواخر لیسانس شروع کردم سمینارهای آی پی ام رو رفتن. یه کنفرانس چند روزه هم بود، کنفرانس بهاره آی پی ام، که دیگه اونجا مطمئن شدم دلم ضرب بنیادی میخواد. ارشدم همچنان کیهان شناسی شد چون که یه ذره شک داشتم کدوم رو بیشتر دوست دارم، ولی دیگه اواخر ارشد مطمئن بودم دلم ذرات بنیادی میخواد. باز چون نوترینو بیشتر میشنیدم چون آدم هایی که اطرافم بودن خیلی کارشون نوترینو. من به عنوان کسی که لیسانس فیزیک گرفتم تا آخر لیسانس هیچ موقع کلمه نوترینو نشنیدم تا اینکه یه بار خانم دکتر فرزام رو دیدم، همین گفت نوترینو نوترینو. من فکر میکردم اینم یه چیزیه مثلا عین بقیه چیزا، ولی واقعا مثل بقیه چیزا نیست. واسه همینه که جداش کردم بهش میگم فیزیک نوترینو. حالا که به اینجا رسیدید شما، خب چی شد که این نوترینو رو دیدید و پسندیدید فکر کردید بامزه؟ این توضیح خیلی لازمه بگم که چرا فیزیک نوترینو خودش کلا یه گرایش خیلی بزرگه، به خاطر اینکه نوترینوها بعد از فوتون فراوان‌ترین ذره توی کل کیهانن، یعنی فراوان‌ترین ذره جرمدار نوترینوهان و خیلی منابع مختلفی هست برای تولیدشون. اون نوترینوها ممکنه توی زمین تولید بشه، جیو نوترینو ممکنه توی جو زمین تولید بشه، میشه نوترینوی اتمسفری، ممکنه توی مثلا فاصله های کهکشان های اطراف تولید بشه. دل چی تولید میشه؟ چی میشه تولید میشه؟ ذره نوترینو هست. نوترینو یکی از ذرات بنیادیه که خودش به ذرات دیگه تقسیم نمیشه. یکی از ذرات اصلیه، ولی مثل الکترون یا کوارک ها نیست که ذرات دیگر رو بسازه. خودش ذره کاملا مستقله برای خودش و به خاطر اینکه برهم کنش خیلی کمی داره با ذرات دیگه، برای همین آشکار کردنش خیلی سخته. خب جنس یعنی برهم کنش چیه؟ بار الکتریکی داره؟ ضعیف داره. و مثلا جفت میشه با الکترون. بعد توی آشکارگر اون چیزی که آشکار میکنن الکترونه یا لپتون های مشابه دیگرش مثل مون یا تار. و از اینجا میتونن بفهمن که یه نوترینوی از اینجا رد شده. و چون تقریبا 80 سال از 1960 سال که آشکارگرهای نوترینو راه افتادن خیلی خوب بلدن دیگه نوترینوها رو آشکار کنن، و چون نوترینوها خیلی بهم کنششون ضعیفه خب سخت آشکار کردنشون، ولی از اون طرف خیلی زیاد ازشون داریم، در نتیجه کافی اندازه آشکارگر بزرگ باشه تا بشه تعداد قابل توجهی از اون نوترینوها رو آشکار کرد. و چون باز منابع مختلفی از نوترینوها داریم، اینا انرژی های خیلی متفاوتی دارن، ممکنه آشکارگر ما تو قطب جنوب باشه، بعد این نوترینوهای کیهانی یا نوترینوهای اتمسفری رو میتونه آشکار کنه، تا
فقط یه چیز جالب چون خیلی بازم هیجان انگیزه، این آشکارگر قطب جنوب 1 کیلومتر مکعب یخه که داخل این یخ یه سری رشته گذاشتن، به این رشته ها یه سری فوتومالتیپلایر وصل کردن که این چیزیه که فوتون ها وقتی نوتینو رد میشه یه سری فوتون تولید میکنن، فوتون ها رو آشکار میکنن، اینطوری میتونن بفهمن نوتینو رد شده. این از خودش یه ترکتون داره و کل آشکارگر اینه، 1 کیلومتر مکعب یخ که داخلش یه عالمه از این رشته های فوتومالتیپلایر گذاشتن. من چنخشی یه سوری گذاشتم که یه عکس از خورشید بود، گفتم حس بزن این عکس چیه، برفتم یه عکس خورشیده بودن، چرا اینقدر پس این رزولوشنش پایینه؟ گفتم به چند دلیل، اولا توی شب گرفته شده، دوان دوربینمون به سمت خورشید نبوده به سمت زمین بوده، سوم با فوتون گرفته نشده با نوترینو گرفته شده. این چه جوری بوده؟ اینو بگید حالا که نمیدونم جریان این عکس چیه، بر همین چون نمیدونم. نه یعنی اینی که با نوترونایی که از خورشید میاد، یعنی اینجوری که مثلا بقیه ذرات پر انرژی که از سمت خورشید میان به زمینه، ولی مثلا از این ور زمین میاد از اون ور زمین رد میشه، واسه همین میشه دیتکتش کرد. خب درسته، نوترونا به خاطر اینکه برهم کنششون خیلی ضعیفه، در نتیجه اینو خواستم بگم توی حرفام که برهم کنش الکترومغناطیسی هم نداره، بر همین مثل الکترون نیست که در نتیجه وقتی میرسه به زمین یا لمه این چرخیده به خاطر میدانهای الکترومغناطیسی اطراف زمین، نوترینو صاف میاد. بر همین اگر بتونن جهتش رو تشخیص بدن، بعد از اون طرف با اون لپتون مثل الکترون یا مونی که بهش چسبیده میشه فهمید چه طعمی داره اصطلاحاً و انرژیشو میتونم اندازه بگیرم، پس میتونم بفهمن این نوترینو از کجا الان اومد. پس فهمید این نوترینو از خورشید اومده. نوترینوهایی که از خورشید میان طعمشون الکترونه، چون الکترون مقدار زیادی ازش اون چیزی که آشکار میشه الکترون ها. بعد انرژیشون هم مشخصه چقدره، پس میفهمن این نوترینوها از خورشید اومدن. پس به این معنیه. و میگم خیلی منابع مختلفی از نوترینو داریم و هی میشه هر کسی بره بگه من فقط میخوام با نوترینوهای کار کنم که توی راکتورها ساخته شدن، فقط میخوام با نوترینوهای خورشیدی کار کنم، فقط حالا اون که مثلا با نوترینوهایی که از مثلا ستاره های اطراف خورشید یا کهکشانهای دیگه به زمین میرسه کار میکنه، مثلا کارش میشه آستروپارتیکل، یکی از گرایش های نوترینوه، یا میتونی آستروپارتیکل فیزیکس فیزیسیست باشی و اصلا کارت به نوترینو مربوط نباشه، بیشتر دارک متر باشه، ممکنه نوترینو کار باشی و با همه اینها کار کنی، مثلا خیلی تیز نشی توی کارت و کارهای متفاوتی بکنی. بعد یه عالمه آشکارگر هم داریم که توی زمین نوترینوها رو تولید میکنیم، مثلا توی سرن، توی الکسی پروتون رو میزنیم به پروتون، یه عالمه ذره تولید میشه، از جمله ذراتی که تولید میشن نوترینو هستن. پس مثلا یکی از آزمایشایی که الان داریم با کار اینه که یه آشکارگر دارن میذارن توی سرن که برای اولین بار نوترینوهایی که توی خود الکسی ساخته میشن، نوترینوهای خیلی با انرژی بالایی که توی الکسی ساخته میشن رو آشکار کنن. یا میتونیم بیایم دوباره پروتون رو بکوبیم به یه صفحه کربونی، یه نوع دیگه از نوترینو رو تولید کنیم، ما میگن آزمایش های اکسلراتوری. دوباره هدف اینه که یه سری ذره رو شتاب بدیم، ببینیم به یه جایی این ذره با بپاشن رو تولید کنن تا ما بیاییم نوترینو رو آشکار کنیم و یه عالم در موردشون. یه سلاح با مزه میگن زو آف پارتیکلز، یه باقی وحشی از ذرات میپاشه بیرون بعد از اینکه تخت دوتا پروتون رو به هم میزنی، پس نوترینو هم از اونجا میاد بیرون. من اول فکرم داشتم اولین جورم که غیر از سن یعنی جای دیگه هم میشه نوترونو تولید بشه، یعنی اگر ما بخوایم به طور طبیعی نوترونو تولید کنیم یه من به انرژی خیلی زیادی بالاخره میخوام که نه نوترونو بعد اتفاقا الکسی اینه که آزمایش های نوترونو میتونن هم لا انرژی باشن، انرژی پایین باشن، هم انرژی بالا باشن. و یه سری شکل مشهور هست میاد شار نوترینوها رو، منابع مختلف نوترینوها رو بر حسب انرژی و اینا از کیلو الکترون ولت باشن تا نوترینوهای خیلی با انرژی های بالا که مثلا پی وی یا ای وی که اونا نوترینوهای کیهانی هستند که به زمین میرسن.
بعد بسته به منبع نوترینش باشه خیلی خیلی انرژی اینا میتونه متفاوت باشه. خب من الان کاملا میفهم که چرا یه آدم ممکنه به این چیز علاقه من بشه. عباس جان اگه اشکال نداره فکر کنم میخوای بگی سوال مهراد چن، ولی من یه سه تا نکته خیلی سریع راجع به نوترینوها بگم. من چون یکی از دوستان اینجا کار میکنه یه آشنایت ریزی دارم، فکر کنم بعدا این سوالا رو شما بتونی از زهرا خانم بپرسی، چیزایی که جالب داره. آره چون که میام، چون من یکم به یه نمیخوام بگم آشنایی دارم به معنی اینکه بلدم، صرفا چون یکی از دوستای نزدیک اینجام تو یکی تو این زرخانوم دیتکتوری که گفت تو قطب جنوب، درست میگم شما نیست جنوبه، اسمش هست آیس کیوب، آیس یخ و کیوب مکعبی، و این استرینگا چندین کیلومترن. و یه دیتکتور دیگه هم که دانشگاه آلبرتا باش چیز داره، اپلیکیشن داره به اسم آیس کیوبه که یه چیز مکعبی 2 کیلومتر زیر زمین بغل دیتکتور دارک متر ماه. یعنی یه لبی داریم به اسم اسنو لب که 2 کیلومتر زیر زمینه توی یه معدنی تو خود کانادا تو سمت اونتاریو، و یه عالمه دیتکتور اون پایینه که دیتکتور نوترینو و دارک متر ما اونجاه. و چیزی که تو دو تا چیز راجع به نوترینو به نظر من خیلی جالبه، یکی ما یه چیزی داریم به اسم CMB Cosmic Microwave Background که مال کیهان شناسیه، که اولین نوریه که عملا ما از کیهان میبینیم، و یک عالمه از اطلاعات کیهان شناسی که ما داریم از اون مپ داره به دست میاد. و ولی خب چیزی که بعد ما بعد فکر میداخل تلویزیون هم درسته؟ آره خودشه. ولی خب بینندگان عزیز ممکنه دیگه الان برفک تلویزیون ندیده باشن، ولی خب مثلا من خودم چه سوال این بود که چرا وقتی هیچی نیست برفک هست؟ بعدم بزرگ شدم نم، چون یه چیزی هست به اسم CMB، یه چیز خیلی خفنیه، اون سبب شده که برفک هست، چرا یه چیز فلت نمیبینی. ولی خب اون مپ CMB کاملا با فوتونه دیگه. حالا فیزیکدانا خیلی دوست دارن یه مپی کاملا شبیه این با نوترینوها داشته باشن که بهش میگن یه میو حرف یونانی میزنن، میو CMB بهش میگن، که نوترینو کازمیک مایکرو بکگراونده، که اون میتونه اطلاعات جان کازمیک نوترینو بکگراوند درسته، نه CMB نیست، CNewBه که کازمیک نوترینو بکگراوند میشه، که اون میتونه خیلی اطلاعات جالبی داشته باشه. و مورد دوم هم چیزی که تو فیزیک به نظرم دوتا خبر خیلی مهمه تو فیزیک، دومی دارک متر از لحاظ زمانی، چون من فکر میکنم با دارک متر هنوز خیلی کار داریم تا روزی که بخوان بگن پیداش کردیم، ولی به نظر من خبر قبلی به شدت مهمتر که از لحاظ زمانی حس میکنم بهش نزدیک تریم اینه که بالاخره پیدا کنیم که آقا نوترینوها ذره مایرونا هستن یا دیراک، که حالا اطلاعات اینا رو فکر کنم سری بعدی که بخوای سوال پرسی زهرا خانم راجع به اینا بتونه بیشتر توضیح بده. اینا چیزای جالبه فیزیکن که یه نوبل فیزیک من اذیت میشم با شما حرف بزنم، من فیزیکم دیگه به قد شما نمیرسه. من این مایرونو باز کنم ببخشید، چون خیلی چیزا هیجان انگیزی گفتن. CMB این فوتون های زمینه اطلاعاتی که به ما میدن از لحظه تولد کیهان 380 هزار سال بعده، یعنی زود وقتی اینا رو آشکار میکنیم اون اطلاعاتی که به دست میاریم از 380 هزار سال بعد از تولد کیهانه. چرا قبلترش نمیاد؟ میدونیم که اون ردشیفتی که آشکار میکنیم مال اون زمانه، یعنی این زمانه که این شکل گرفته. حالا وقتی نوترینوها رو اگر بتونیم آشکار کنیم، که خیلی کار سختیه، ما هنوز نتونستیم نوترینوهای کازمیک نوترینو بک‌گراند رو آشکار کنیم، ولی اگر بتونیم آشکارشون کنیم این مربوط میشه به 1 ثانیه بعد از شروع کیهان، و همین خیلی هیجان انگیز میشه اگر بشه اونها رو آشکار کرد. این چیزی که میگن اگه اشتباه نکنم به این خاطره که فوتون چون برهم کنش الکترومغناطیسی میکنه تا یه مدت خیلی دیرتری هنوز در حال برهم کنش کردن با الکترون، این اون سوپر پروتون الکترونه، ولی نوترینو چون خیلی زودتر دیکاپل میشه ما خیلی زودتر ببینیم. فوتونه میخوره این برون بر نمیتونه بره بیرون، هی دارن به همدیگه میخورن نمیذاره بره بیرون، ولی نوترینو اصلا کار نداره. همون 1 ثانیه اول جدا میشه، یه مپ خوشگلی به شما میده، و خیلی اون مپ اگه یه روزی فیزیکدانا بتونن بکشن بیرون از بقیه بک‌گراوندا، یه چیز فکر کنم یه روز خیلی جالبی واسه فیزیک میشه که یه
حجم عظیمی از دیتا شما داری که میتونی یه عالمه اطلاعات ازش بکشی بیرون. من یادم افتاد که میخواستم برای این جلسه اون تیشرت آی سی تی پی مو بپوشم که لاگرانژیان گنده روشه. حالا وسط این گفته گو پوز میکنم اینم رو میپوشم. ولی این چیزایی که میگید خداییش خیلی هیجان انگیزه و آدمو قلقلک میده. ما آخرین باری که با این داستانا اینقدر نظری سر و کار داشتم واسه خیلی دوران جوانی بوده. الان می‌دونم که پس شما هنوزم که هنوزه رو بورسید فعلا ساله هیجان انگیز دارید و اسمای قشنگ قشنگ می‌ذارید و گرنت‌های خوب هم می‌گیرید. پس آینده داره فعلتون. خوبه، خیلی خوبه. یه داره با آینده بگید چی؟ ببخشید این خیلی سوال جالبیه به خاطر اینکه ذرات بنیادی کلن این احتمالا زهرا این سوال رو من نوشتم اون آخر سر که اطمان سر این که باید مثلا یه سر رو آپگرید کنیم یا نه بحث کنیم. این سوال مادی رو بذار آخر بپرسیم فعلا اول معنوی ها رو جمع کنیم اول همه گول بخورن بعد میریم سر ریالیتی. برای ببین ما الان راجبه یالمه چیز هیجان انگیز حرف زدیم که هنوز راجبه اطلاعات کوانتوم اینا هم نشد. شما اینا هم بیار بریز قاطی ماستا که دیگه قشنگ همه خیلی کیف کنن. چون فکر کنم کار شما متفاوت تر از چیزایی که گفتم درسته؟ آره من کارم خیلی مستقیم به این چیزا مرتبط نیست. من کاری که الان دارم میکنم در واقع دوباره تو راستای همون چیزی که در واقع همون اولم گفتم تو تعریف های انرژی، یکی دیگه از جاهای اکستریمی که خیلی میشه هول داد تئوریای کوانتومی رو اینه که اول شاید بهتر بود اینو بگم. این مدل استانداردی که از ذرات بنیادی داریم و داره کار میکنه و کار بچه ها در واقع تست کردن اون پردیکشن های مدل استاندارد و احیانا چیزایی که مدل استاندارد رو کامل تر بکنه، حرفی از گرانش نمیزنه این وسط. یعنی ما 4 تا نیروی بنیادی داریم، مدل استاندارد 3 تاشو توصیف میکنه ولی خیلی حرفی در مورد گرانش نمیزنه. ولی خب اگه ما اعتقاد داریم که در واقع تئوری کوانتومی ما باید بتونه همه چیز رو توصیف کنه، مدل مدعت شده اگه اعتقاد داریم که مدل کوانتومیمون باید بتونه همه چیز رو توصیف کنه، از جمله اون همه چیز اون نیروی چهارم گرانش هم هست. بذار یه دقیقه صبر کن. اینو اینجوری پس ایده اینه که ما 4 تا نیرو داریم توی فیزیک که اینا 3 تاشون با هم میسازه، یعنی الکترومغناطیس با اون 2 تا هسته‌ای میسازه، ولی گرانش انگار رفاقتی نمیخواد بکنه با بقیه از لحاظ ریاضی. آره نمیتونیم توی کانتکست اینا رو فرمول بندی بکنیم. بعد شما الان سوالتون اینه که چون از لحاظ پارتیکل فیزیسیستا دنیا از پارتیکل ساخته شده، یعنی وقتی برهم کنشه مثلا این الکترون با این الکترون کنار هم قرار میگیرن به خاطر بار هم نامشون فاصله میگیرن، شما میگید که این برهم کنش از طریق تبادل یه ذره بوده درسته؟ بعد میگید اسم مثلا فوتو، بعد میگید که گرانش هم احتمالا اینجوری باشه، اگه سیب میفته رو زمین یه چیزی به اسم گراویتون جا به جا شده که این سبب میشه. ولی مشکل اینه که وقتی دارید ذره ای به این مسئله نگاه میکنید مکانیک کوانتومی ارور میده. بله یعنی میخوریم به یه سری بی‌نهایتایی که تو تئوریای دیگه هم میخوردیم بهش، ولی اونجا میتونستیم بکنیم چیزی رو فرش، تو مورد گرانش نمیتونیم این کارو بکنیم. این زیر فرش همون تکنیکای باز به هنجارش ری نورمالیزیشن. بله توی مدلای دیگه دلدر که تخصص شماست مبادر شما یاد بگیر، تو 3 تا مورد دیگه ما میتونیم اصطلاحا تئوری رو نورمالایز بکنیم، ولی در مورد گرانش کوانتومی نمیتونیم این کارو انجام بدیم. برای این تئوری چیز با معنی تو همه انرژی اسکیلا نمیده. اینم یه نکته خیلی مهمیه که معمولا آدما بهش توجه نمی‌کنن، اونم اینه که این روش چیزی که به شما میده اصطلاحا نان رینورمالایزبل، ولی به این معنا نیست که به درد تو هیچ انرژی اسکیلی به درد نمیخوره. شما
تئوری‌های نان رینورمالایزبل رو اصطلاحا میتونیم بهش به چشم تئوری‌های افکتیو نگاه کنیم. یعنی بنابراین از این روش شما میتونید اون فلکچوئیشن های کوچیکی که در واقع حالا متریک فضا زمانتون رو واقعا به چشم یه سری گراویتونی که داره بین موجودات گرانشی اکسچنج میشه ببینیم واقعا. ولی خب مشکلش اینه که این تئوری تو همه انرژی اسکیلا جواب نمیده، یه جایی خراب میشه. برای همین هم هست که ما علاقه داریم ببینیم خب از اونجایی که خراب میشه به بعد چه اتفاقی میفته. من یه مثالی بلدم میشه بگم یه ذره به زبون فارسی تره. من همیشه میگم که ما این نظریه داریم اسم نظریه اقتصاد خرد. این خیلی به روز و شخص و سازمان وابستگی داره، این توی پایینه. ولی نظریه داریم اسم اقتصادی کلان، این توی اسکیل بالاتره، مقیاس زمانی سال و کشور و بودجه، من مثلا سه تا پارامتر هم بیشتر نداره. ولی این پایین بعد اینجوریه که ما دنبال اینیم که آیا یه روشی وجود داره که اینو به این تبدیل کنیم. اگر یه راهی پیدا بشه که این نظریه پایینی رو تبدیل کنیم به این نظریه بالایی، میگیم اصطلاحاً این نظریه باز به هنجار پذیر رینورمالایزبل. اگر نشه، یعنی که بعد الان شما میگی که گرانش هم اینجوریه که توی یه جاهایی میشه، مثلا یه ذره بیایم بالا میشه، یعنی یه ذره از بالا بیایم تا یه جای پایین میشه، از یه جای به بعد نمیشه. حالا خیلی مهمه که اگه ما میخوایم در واقع برسیم به یه تئوری که همه چیش چفت و بستش بخونه، به هم همه چی بشینه کنار هم و همه چی سازگار با هم باشه، بتونیم یه چیزی پیدا بکنیم به اسم گرانش کوانتومی. یعنی بتونیم یه تئوری پیدا بکنیم که تو همه اسکیلای انرژی گرانش رو به صورت کوانتومی بخواد توصیف بکنه. خب حالا الان البته خیلی فاصله داریم هنوز از این که بخوایم گرانش کوانتومی رو کامل بشناسیم، ولی یه سری مثلا یه پیشنهادی داریم به اسم نظریه ریسمان ها که این نظریه ریسمان ها دهه فکر میکنم 60 و 70 برای توصیف اول برای توصیف اون چیزی که امروز بهش میگیم QCD کوانتوم کرومودینامیکس نظریه هسته‌ای در واقع یه جورایی تولید شد. ولی بعدن فهمیدم که خب اون با یه چیز دیگه توصیف میشه، ولی این یه سری خوبیایی داره که تو دل خودش میتونه علاوه بر این که همه اون چیزهای دیگر رو داشته باشه، گرانش رو هم میتونه توصیف کنه. به صورت خاص یه سری ذراتی رو میتونه توصیف بکنه، ارتعاش این ریسمان ها که ذرات بدون جرم اسپین 2 هم همون چیزهایی هم که بهش میگیم گرانویتون. حالا اون کاری که من میکنم اینه که از یکی از در واقع یکی از ویژگی های این استرینگ تئوری استفاده میکنیم که اصطلاحا بهش میگن ADS-CFT duality. حالا اگه فرصت شد بیشتر توضیح میدم که برای اینکه این کوانتوم گراویتی رو بیشتر بشناسیم، من یه چیزی اینجا واسه خودم نوشتم چون خودم خیلی دوست داشتم اینو، شاید به بقیه هم کمک کنه که بفهمن، یعنی بهتر متوجه بشن که چرا این مسئله مهمه و این چرا این وسط بلک هول از کجا میاد. این آقای مالداسنا که این ADS-CFT رو در واقع از کار ایشون در اومده و ایده اولیه ایشون بوده، خیلی علاقه داره به بیولوژی، یه مقایسه کرده بین مسئله کوانتوم گراویتی و مسئله بیولوژی. تو این مقایسه آقای مالداسنا، این مسئله کوانتوم گراویتی مثل شناختن لایف، مثل زندگی میمونه با تمام کامپلکسیتی‌هاش و پیچیدگی‌هاش و همه این چیزا. خب حالا این دوگانی ADS-CFT یه جوری دو تا نگاه مختلف به شما میده، این دو تا نگاه رو به هم مرتبط میکنه. یه نگاهش دیده کسیه که گرانش رو داره نگاه میکنه توی یه فضایی و این نگاه کردن به در واقع گرانش کوانتومی توی فضای شبیه اینه که شما بخواین در واقع بیولوژی رو نگاه بکنین، و یه معادل همین مسئله میشه یه کسی که نشسته روی مرز اون فضا که گرانش داره، شبیه کسیه که داره شیمی مطالعه میکنه، داره اون اجزای ریز
و بنابراین اون چیزی که ما داریم دنبالش میگردیم یه چیزی شبیه مولکولار بیولوژی، یه توصیفی از سیستم های زنده با تمام پیچیدگیشون با دونستن ریزترین اجزاشون در واقع. و این وسط اون هدف نهایی ما فهمیدن بیگ بنگ و دنیا و این چیزا هست، اون شبیه مثلا درمان کردن سرطان میمونه، ولی اون چیزی که ازش شروع میکنیم سیاه چاله ها که شبیه این فروت فلای واسه بایولوژیست ها میمونن. فروت فلای اگه تو بچه ها دبیرستان تو کنم یادشون هست، این بایولوژیست ها از مگس میوه شروع که خیلی دی ان ای ساده ای داره واسه مطالعه کردن و اینا. برای همین کسایی که توی فیلد در واقع کوانتوم گراویتی کار میکنن خیلی الان به سیاه چاله در واقع علاقه دارن، به خاطر اینکه همون حالت اکستریمه و یه چیزیه که چون اکستریمه یه سری چیزای خاصی توش ساده میشه و احتمالاً قدم اول برای اینکه ما بفهمیم اون گرانش کوانتومی چیه اینه که بفهمیم ویژگی‌های کوانتومی سیاه چاله ها چیه. و این وسط از خیلی جاهای مختلف ابزار قرض میگیریم برای اینکه بفهمیم، مثلا از در واقع کاندنس ماتر یه سری چیزای قرض میگیریم، مثلا مدلایی از سیاه چاله داریم که به زبون کاندنس ماتری هم چیزای جالبی هم بهش میگن استرنج متال. آه من چون بیشتر افیلیشنم به کاندنس ماتر نزدیکه تا شما، اما یک چیزی بگم اینو بعضی از بچهای لیسانس خوبه که بدونه، این چیزی که بهش میگن فیلد تئوری، کوانتوم فیلد تئوری، کیو اف تی، اینو اول از همه این بیچاره ماده چگالیا درست کردن و دیدن چه چیز خوبیه، دادن دست بچهای های انرژی فیزیک. این گاهی وقت این بده بسونا این خیلی بامزن که آدم نمیدونه از کجا شروع شده. بفرمایید شما. البته کاندنس ماتریا هم کار کردن ولی فکر کنم شروعش از های انرژی فیزیسیستا بوده، ولی کاندنس ماتریا خیلی این سایت های عمیقی دادن، مثلا تو همین باز مشکل داشت ویلسونیان رینورمالیزیشن گروپ واقعا متحول کرد دید ذراتی ها رو، و خب ویلسون کن ویلسون کاندنس ماتر کار بود، ویلسون جزء هیروهای منه. آره تو این وسط میگم مثلا خیلی جالبی این فیلد اینه که به خیلی چیزا مربوط میشه. مثلا گفتم یه چیزایی تو کاندنس ماتر وجود داره به اسم استرنج متال که مربوطن مثلا به های تمپرچر سوپر کانداکتور ها، برای این واسه کاندنس ماتریا جالبن، ولی خیلی به طرز عجیبی مربوط میشن به مدلای سیاه چاله. یا مثلا از یه چیزایی استفاده میکنیم به اسم کد های تصحیح خطای کوانتومی، کوانتوم ارور کارکتینگ کدز، که این واسه کسایی که کوانتوم اینفورمیشن کار میکنن خیلی جالبه، برای اینکه بتونن اسکیلبل کوانتوم کامپیوتر بسازن، یعنی کوانتوم کامپیوترایی که خطا روشون خیلی تاثیر نمیذاره و میشه هی بزرگترشون کرد. و به طرز عجیب ما میبینیم که این گرانش کوانتومی این ویژگی رو داره، یعنی یه جور کد تصحیح خطا کوانتومی انگار. و این خود این اینترپلی بین این فیلدهای مختلف در واقع یه جاییه که فیلدها ممکنه از های انرژی قرض بگیرن و ما از اونها قرض بگیرن. اون جایی که گاهی وقتا این سوالو مردم میپرسن و این مردم منظورم همه آقاد مردم، آقا این کار شما واقعا به چه درد میخوره؟ چه دردی از دنیا دوا میکنید؟ من همیشه این دوتا مثال میزنم. یه مثال اینه که مثلا ما اگه بتونیم پرده ابرسانه‌ای رو توی دمای اتاق داشته باشیم خوبه، بعد میگن ها، بعد مثلا میگن ببین تکنولوژی این میشه این میشه این میشه این آه خوبه، پس ابرسانه‌ای در دمای اتاق میخوان. خب بریم پس سرمایه گذاری کنیم روی اونجای فیزیک نظری، چون مثلا اینا به هم ربط داره. بعد یه مثال دیگه اش که مطفوعاً اینا چند وقت پیش داشتم این پادکست شان کرول رو گوش میدادم، بعد یه آقای جفری وست رو آورده و جفری وست از سمت شما اومده سمت ما، یعنی جوونیاش های انرژی فیزیک کار بوده، بعد تواب میشه و میاد سمت مسئله های پیچیدگی اینا. بعد یه موقعی تعریف کنه میگه من پستاک بودم کورنل و اون موقع روبرت ویلسون هم اونجا بود، اون موقع فکر کنم رئیس فرمی لب بوده، بعد اینا خواستن پول بگیرن، قبل از همه این ماجرایی بود که آمریکا بزنه زیرش بگه من شتاب دهنده گنده نمیسازم.
بعد اینا رفته بودن توی شورای، بعد گویا مثلا ده بودن که آقا شما آقای ویلسون این پولی که داریم به شما میدیم از وزارت انرژی میاد، ما این فرم میسازیم، این چیزا، این کاری که شما دارید تو فرمی لب میکنید چه کمکی به دفاع از ایالات متحده میکنه؟ بعد جفری ویس میگفت که گویا ویلسون گفته که ببینید من نمیدونم این چه کمکی به ایالات متحده میکنه، ولی مطمئنم ارزشی میاره واسه ایالات متحده که اون موقع ایالات متحده قابل دفاع کردن میشه. و این جزء اون قسمت ماجرایی که وقتی میگن مثلا اینقدر فیزیک نظری واسه چی، به خاطر اینکه نه در نهایت یک عالم راه پیدا میکنن حداقل نه در فردا پس فردا، ولی آره این خیلی بامزه است که میگه مثلا چیزایی که خبر رسانه‌ای اینجا بعد که اون ور فیزیک ذرات ربط داره. یه چیز جالب یعنی یه چیزی بگم حالا که صحبتش شد، یه مقاله هست اینو آقای فیلیکس آبراهام اولین رئیس IAS Institute for Advanced Studies آمریکا اون موقع یه مقاله نوشتم سالای 1920 فکر کنم، عنوانش هست Usefulness of Useless Knowledge و دقیقا به همین اشاره میکنه، از اینکه اون چیزی که اصطلاحا بهش میگیم useless knowledge، این فیزیک نظری که ممکنه 200 سال دیگه به شما جواب بده، چه اثراتی میتونه بذاره روی چیزایی که الان ممکنه قابل پیش بینی نباشه. اینو جدیدن هم رئیس جدید IAS آقای رابرت دایگراف دوباره یه در واقع مقدمه بهش نوشته و دوباره منتشر کرده، احتمالاً میتونه توی گوگل تاک هم یه سخنرانی از بزرگوار از همین رو میگه. حالا اینکه چیز حتی من یه سخنرانی خیلی معروفی هم از گاورز میشناسم، گاورز خب دیگه چیز دیگه برنده فیلز و ریاضیدانه در حقیقت، اونجا راجع به حرف که اصلا ریاضی به چه درد میخوره، پیور مست، بعد یه چیزایی میگه که مثلا تهش کار برده، ولی این خیلی جالبه. خب بذارید الان احتمالا مخاطب ما فهمیده که کارهایی که شما میکنید یا ریاضیات جدی داره یا کامپیوتر جدی داره، یعنی کسی که میاد این سمت باید ریاضیش خوب باشه دیگه، درسته؟ یعنی از ریاضی بعدش نیاد حداقل. نه باید بیشتر از این حرفا بود، حداقل تو کار ما باید واقعا دوست داشته باشه ریاضی رو. مثلا ما روزانه ممکنه به چند تا مقاله که یه ریاضیدون نوشته بر بخوریم، نیاز داریم مثلا یه سری حداقل ایده های کلی اون مقاله رو بخوایم بفهمیم، مثلا همین باید واقعا لذت ببره از اون اپسیلون دلتا ها و از اون ریگر ریاضی. پس شما کماکان بدون تعارف میگید باید ریاضی خیلی خوبی اینجا بلد باشن و بتونن بخونن و بنویسن. من حتی از این جلوتر میرم میگم اگه الان امروز تو فیلد ما حداقل میخوان یه فیزیکدان نظری جدی باشن، تقریبا باید به اندازه یه کسی که دکتری ریاضی خونده دانش از کلیات ریاضیات داشته باشه، یعنی ممکن به اندازه اونا نیاز نباشه که انقدر بخوان گیر بدن به جزئیات و این چیزا، ولی باید بفهمن اونا دارن چی کار میکنن. یعنی الان واقعا تئوریکال فیزیسیست هایی هستن که هایبریدن، نه ریاضی دونن اونقدر نه فیزیک دارن اونقدر، یه چیزی اون وسطن. من یه دوستی دارم مثال خوبی میزنه، میگه که کارش اونم چیز دیگه دست من متمتیکال فیزیکس، بعد میگه حالا نه اینکه ما هم رسما باید اندازه ریاضیدان ریاضی بدونیم، ولی مثل اینه که مثلا تو ترکی، بعد دیگه مثلا اومدی تهران زندگی کردی، نمیتونی به خوبی مثلا بابا ترکی صحبت کنی، ولی وقتی که ترکی حرف میزنی قشنگ متوجه میشی. یه حداقل باید درکت اینجوری باشه که وقتی حداقل بفهم مردم چی میگن. خیلی خوب سینا، فکر کنم ولی کار شما یعنی نصف استوریای سینا اینه که از متپلاتلیب خروجی میگیره، یکی برای کار خودش، یکی برای استوری اینستاگرام، هر یه چیزی من دارم اینو فیت میکنم این فیت نمیشه. آره سمت ما چیزه، سمت ما خیلی وقته که آخه بستگی داره. ببین شما دارت متر هم میتونی بری مثلا همون دانشگاه شهید بهشتی، حالا چون میشناسیم، یا مثلا ایرزا اینالو کارش تئوریه و خب اون سمت شما بستگی داره. دوباره مثلا میگم چون واقعا از دارک متر ما هیچی نمیدونیم،
یعنی همین که اصلا همین که گفتی باغ وحش زراد، ما یه دونه باغ وحش کاندیداهای دارک متر داریم که از انرژی های ایوی شروع میشن، الکترون ولت، تا تی ایوی. ترا میشه چند؟ 10^12 میشه، درست میگم دیگه؟ مگا، گیگا، ترا میشه دیگه. یعنی یه رنج عظیمی. و شما مثلا یه کلمه رنج بیدر و پیکری دارید از انرژی، میدونید؟ دقیقا. اصلا یه چیز، شما وقتی که نگاه میکنید رو پلاتایی که وقتی میخوان جرمو بکشن، محور ایکس ما لوگاریتمیه، چون که اصلا نمیتونی به صورت خطی اونو پلات کنی. و شما میبینی مثلا در لحظه ممکنه 15 تا دیتکتور دارن کار میکنن تو دنیا و هر کس داره یه تیکه از این پلاتو در میاره که آقا اینجا دنبال دارک متر مثلا نگردید. و به خاطر همین این که تئوری شما کدوم سمت بری، اصلا ممکنه یه سری از بچه‌ها اینجوری باشن که آقا تئوری میخوان کار کنن، که بچه‌هایی که دارن استرو پارتیکل کار میکنن دارن چرت و پرت میگن، اصلا ذره‌ای وجود نداره، مشکل از تئوری ماست. یعنی هنوزم هستن کسایی که خیلی با این ایده که شما یه ذره میخوای اضافه کنی که مشکلت حل بشه خیلی خوشحال نیستن و میگن تئوری گرانش ما مشکل داره. ولی نه که چون خودم دارم کار میکنم نمیتونن واقعا توضیح بدن، چون آخرین، حالا برای بچه اگر کسی مثلا دلش بخواد بعدن سرچ کنه، مثلا آخرین چیزی که ما داشتیم فکر کنم هولوش سال 2003 اگه اشتباه نکنم، یه دونه ابزرویشن داریم به اسم بولت کلاستر که عملا بچه های تئوری نمیتونن اینو توضیح بدن. ممکنه یه تئوری خاص فقط بتونه بیاد اینو یه جوری توضیح بده، ولی میزنه بقیه رو خراب میکنه. ولی تمام تئوری هایی که داشتن، ابزرویشن های گذشته رو میتونست یه جوری سرماری کنه، جمعش کنه و بیاد بگه آقا این تئوری شما بپذیرید درسته. بولت کلاستر اینجوری که شما دو تا کهکشان اومدن خوردن به هم و خب اینا از ذره تشکیل شدن دیگه، ستاره و نمیدونم، شما این سیستمایی داری که جرم دارن و پیشفرضت اینه که خب اینا گرانششون باعث میشه وقتی میخورن به هم میان رد میشن، جرم اینا همدیگه رو میکشه به هم و این عبور از همدیگه رو کند میکنه. در نتیجه جرم اصلی شما باید تو مرکز اون برخورد قرار بگیره. بعد حالا برای اینکه اینو مشاهده کنم میان گراویتیشنال لنزینگ میکنن، یه شما این دوتا جرم اینجا برخورد کردن، یه ستاره اون پشتش داری، شما اینجا داری نور اون ستاره رو میبینی. به خاطر افکت های گرانش این برخورد نور این ستاره خم میشه. من مثال بزنم، اینو همیشه میگم، خیلی هم بی‌دقته ولی بامزه. دیدید مثلا رو بخاری نگاه میکنید اینجوری اینجوری میشه هوای بالاش، بخاطر اینکه نور داره میاد میفته توی فلکچویشن های دمایی. بعد شما مثلا بالا یه چیز داغ کمیشه نگاه میکنید، این کاری هم که اینا میکنن در حقیقت همینه، فقط بجن که با گرما نور رو اذیت کنن میان گرانشی اذیتش میکنه. نور که میان شروع میکنه به این خوردن، دور این خم میشه و میرسه به شما و میزان این خم شدگی اینه که اون جرم وسط چقدره و اینکه کجای اون جرم. و دو تا ابزرویشنش الان نمیخوام خیلی وارد جزئیات چم، ولی ته چیزی که رسیدن این بود که بیشتر جرم خارج از این محدود است اتفاق. یعنی بچه هایی که داشتن با تئوری سعی میکردن دارک متر رو توضیح بدن، میگفتن آقا جرمه، مثلا میگم عدد کلن الکیه، 80% جرم باید این وسطه باشه، ولی گراویتیشن لنزیکو که نگاه میکنم این اتفاقا 80% این بیرون است. و دلیلش اینه که اتفاقا وقتی ما دارک متر رو توضیح میدیم میگیم آقا برهم کنش خیلی خاصی نداره و شما دو تا کهکشان داشتی، یه عالمه دارک متر دور اینا هست و وقتی اینا به هم خوردن دارک متر اصلا با هیچکی کار نداشتن، از دو طرف اینا رد شدن و افتادن مرز دو طرف این برخورد و تئوری نمیتونه اینو خیلی درست توضیح بده، ولی شما دارک متر داری. ولی خلاصه از اینجا شروع شد که میخواستم بگم بستگی داره کجای دارک متر شما داری کار میکنی. اگه داری به این سمت کار میکنی که آقا تئوری مشکله، شما باید ریاضیات نسبیت عام بلد باشی، که من عاشق اون ریاضیات بودم اتفاقا. یه دفعه من یادم تو چیز بودیم، تو اون طبقه اول شهید بهشتی بودیم داشتیم صحبت کردیم، یاد باشه من اون موقع عشق تئوری خفن این بودم که آقا نه من میخوام برم فقط ریاضیات جیار و اینا. و مثالی که تو زدی گفتی بچه هایی که کیهانشناسی چیز نسبیت عام ریاضی دارن میخونن شبیه اژدهاکشیه و تهش میرسن به این که اژدهاکشی به نسل بعدی یاد میدن و اون سمت ریاضیات خیلی سنگینی میخواد. ولی اگه شما سمت این داری میای که آقا دارک متر به نظر من پارتیکله و من به این باور دارم و دوست دارم روی این کار کنم،
نه ریاضیات خاصی نمیخوای، چون الان مشکل اینه که یه عالمه کاندیدا داریم، یه عالمه دیتکتور داریم. حالا بس اینکه به دانشگاه میزنی در نهایت صبح، یعنی صبح که میره سر کار من دیدم اتاق اینه که دو سه تا بعد سینما الان کلا خیلی کامپیوتر دوست داره، صندلیش هم نگاه کنید مشخصه که اتفاقا اینا ها همینجا سیستمو اینجوری باید بشینی که از مانیتورای سینما. آره شما هنوز خونه کار میکنید ها؟ آره دیگه چون ما تنها چیزی که میخوایم یه کامپیوتر روشن میکنی و شروع میکنی کار کردن، نه آدمی میخوای دور و بره نه هیچی. الان چیزی که روی صفحه نمایشای سینا هست باب اینه که دو سه تا فیلم هوش سیاه تلویزیون از روشون بسازه کد بالا پایین. خب چی میزنید شما؟ پایتون میزنید، سی پلاس پلاس کد میزنید، چیکار مهمه؟ اپلیکیشن نرم افزار خاصی دارید؟ بهتر جفت زبانهای سی پلاس پلاس و پایتون رو بلد باشی. چون که من خودم حقیقتا طرفدار سی پلاس پلاس نیستم، چون با پایتون میشه یه سری کثافت کاری ها کرد اون وسط که سی پلاس پلاس اون وسط اذیت میکنه، یعنی خیلی به حسب آبجکت ها و اینا حساسه و کار کردن با سی پلاس پلاس من شخصا بدم میاد، تا جایی که بتونم انجام نمیدم. ولی کدای بک‌گراند ما کلا با سی پلاس پلاس نوشته شده. سر یه زبانی داره به اسم روت که الزاماً زبان نیست، یعنی کلا سینتکس سی پلاس پلاسه، ولی مثلا میگن شما باید روت هم بلد باشی، ولی به این معنی نیست که واقعا یه زبان جدا باشه. شما سی پلاس پلاس بلد باشی روت هم بلدی. بعد کلابریشن بچهای نوکلیر فیزیک در است، یه نرم افزاری به اسم رت دارن، رت مثل همون موشه ولی رت کپیتاله که هر کدوم یه چیزه ریاکتر، نمیدونم یادم رفت مخففه چیه، ولی آرش یادم مخففه ریاکتر بود. اونم دوباره بیسش سی پلاس پلاسه و یه رپریه که از جیان تو اینا استفاده میکنه واسه یه سیمیولیشن ها. و خیلی وقتا مثلا ما کارهایی که مثلا من میکنم اینه که خیلی وقتا دارم کد اون بک‌گراند رو نگاه کنم و ببینم اون پشت داره چه اتفاقی میفته، چون مثلا این جلوه ممکنه خراب باشه. این جلوه رو که دست خودمه رو من با پایتون کار میکنم چون خیلی راحت تره، ولی خب اگه شما سی پلاس پلاس بلد نباشی اون پشت رو بری نگاه کنی نمیفهمی اصلا داستان چیه، به خاطر این باید عملا جفتش رو بلد باشی. میتونی کلا فقط سی پلاس پلاس هم کار کنی، یعنی اگه پایتون هم بلد نیستی مشکل نمیخوره. من همیشه میگم شما همه زندگیتون میتونی توی سی پلاس پلاس انجام بدی، ولی وقتی میخوای نمودار بکشی جان من بیا با ابزارهای پایتونی بکشی، سکتت نمیده، راحت زندگی میشه کرد. آره یعنی در نشون یه روت رو من اتفاقا بیشتر دوست دارم. روت به نظر من تو پلات از پایتون هم خیلی قوی تره، چون اصلا کارهای سرم کلن پلاته دیگه، یعنی یه عالمه دیتا دارم فقط شروع کنم پلات کردن و زبان روت رو پلات کردن اتفاقا خیلی هم خوب از پایتون هم به نظرم قوی تره. ولی خب روت پای روت هم داره که میگم روت یه جورایی چیزه، اصلا زبان نیست واقعا، یه جورایی یه نرم افزاری که شما میتونی با زبان پایتون ازش استفاده کنی، میتونی با زبان سی پلاس پلاس ازش استفاده کنی به معنی. آره من یه چیز با مزه همیشه به آدما میگم که سرن برای هدفهای خیلی خاصی ساخته شد و خب پول زیادی هم قاعدتا براش خرج شد، ولی از دلش یک سری بای پروداکت اصطلاحا اومد بیرون که یکیش همین اینترنتیه که ما داریم. یعنی مردم نشسته مثلا این همه کامپیوتر رو می‌خوایم به هم وصل کنیم، این همه کار علمی کنیم، مثلا اینه که یه حجم زیادی اولا فیزیک تجربی و دوم مهندسی خوب است، مثلا همین دیتا ساینسی که اونجا انجام میشه عجیب و غریبه. یعنی گاهی وقت کارهای مردم مثلا گاهی وقت ممکن تو این فیلم ما ببینید که مثلا یه فیلم که راجع به انتخابات انگلیس بود، من اسمش یادم رفته، یه سکانسی داره که خیلی خوبه، اینا میخوان انتقاد مهندسی کنن، بعد یه تیم خیلی خفن کامپیوتری میاره، بعد میگه اینه که مثلا چنه از مثلا گوگل و اینا اومدن، بعد میگه که نه اینا همشون پارتیکل فیزیسیست بودن توی سر، الان اومدن توی صنعت مثلا دیتا ساینس. واسه همینه که آره این چیز جذابیه. و یه نسخه لینوکسی هست که اون بچه های سر تولید کردن بهش میگن ساینتیفیک OS و یه چیز خیلی مسخره واسه زندگی روزمره، ولی خب واسه اون کارهای کلاسترینگ و سمت اون ماجرا با مزه. زهر مراجع به حرف بزنید که چه بخشی از کار شما ریاضیات جدی میطلبه، چه بخشش مثلا کد زدن و این چیزا میطلبه، چون زندگی فکر کنم شو حرفای شما اینجوری که صبح با نام و یاد خدا میشینید پشت کامپیوتر، یعنی حتی لباسمون هم گرد و خاکی نمیشه مگر اینکه بریم پای تخت سیاه.
شما فکر کنم همین جوری هستی. نه، چون که من کارم پدیده شناسیه، گفتم بستگی به نوع کار داره. هم کار کاملا محوری من میکنم که مدل سازیه، مثلا فلان، مثلا مدل استاندارد تا همین چند وقت پیشا، چند وقت پیش یعنی چند ده سال پیش، جرم نوترینو ها رو صفر پیش بینی میکرد، ولی یه عالمه دلیل داریم که به خاطرش به یه دادم نوبل هم دادن که نوترینو ها باید جرم دار باشن، ولی خب بلد نیستیم جرمشون چقدره، هنوز جرم نوترینو ها اندازه گیری نشدن. و یه دلیلش اینه که جرمشون میدونیم باید خیلی سبکتر باشه از جرم تمام ذرات دیگه. یعنی یه اصطلاحی هست بهش میگن مثلا بیابان ذره، یعنی مثلا چند تا نوترینو با جرم خیلی خیلی پایین، بعد یه چیزی حدود 6 مرتبه بزرگی، هیچ ذره اینجا نیست، اینا فقط ذرات مدل استاندارد. بعد یوهایی از جرم الکترون شروع میشه، ما هی یه عالم ذره داریم. برای همین یک از سوالای باز اینه که خب چرا جرم نوترینوها انقدر کوچیکه؟ بعد مدل هایی هستن، یه مدل میسازیم که سعی کنیم اینو توضیح بدیم، بعد لاگرانژی بنویسیم، یه عالم محاسبه انجام بدیم، کار میتونه کاملا روی ورق باشه، یا به جای رود چیزهای مشابه داریم ما که دوباره اینطوریه که یه عده آدم اومدن یه سری شبیه سازی اصلی آزمایش ها رو انجام دادن با سی یا سی پلاس پلاس، تو فیلد ما هر دوش هست، یه سری کتابخانه آماده کردن، یه سری بسته آماده کردن که ما میتونیم از اونا استفاده کنیم که شبیه سازی های این آزمایش ها رو راحت تر انجام بدیم. بعد در نتیجه باز بعد کار کاملا کامپیوتری بکنید. ولی جنس کار شما مدلینگه، درسته؟ یعنی شما دیتا ساینس نیستید، شما مدل میکنید و شبیه سازی میکنید، نتیجه رو مقایسه میکنید. این حرف به این معنی درست نیست که بستگی داره که چه پروژه شما ها. نه من الان مرسوب تا شب زهرا رو میگه. خب من یه دونه پروژه ندارم، چون من الان دیگه دانشجو نیستم، محققم، تعداد زیادی پروژه. حرفم اینه بسته به این که کدوم پروژه رو دارم روش کار میکنم، اون پروژه ممکنه کاملا نظری باشه، همشون کارشون نوترینوه، ولی اون پروژه یکی از مثلا 10 تا پروژه فعال من ممکنه کارش نظری باشه، روی ورق باشه، یه پروژه دیگه ممکنه کارش کاملا شبیه سازی باشه، کاملا کارش با کامپیوتر باشه و مثلا چند هفته پشت سر هم مثلا لازم نباشه هیچ ورق و مدادی اطراف هم. کاملا به نوع کار بستگی داره. برای همین نمیتونم مثلا چیزو کلی بگم. من کاملا متوجه. آره. من همیشه اینجوری فکر میکنم به مسئله که امروز اصلا خیلی دنیا عوض شده توی همه علوم. شما آخرش مجبور میشید حتی وقتی دارید روی چون همین چیز تئوری هم حل میکنی، آخرش مجبوری سه تا معادله دیفرانسیل کوب شده رو حل کنی. خب نمیشه. یعنی من همیشه به بچه ها میگم شما یه چیزای خیلی خوشگلی توی لیسانس فیزیک یاد میگیرید، بعد وارد ریسرچ میشید میبینید هیچ کدوم کار نمیکنه. بعد خصوصا توی ایران، حالا مثلا این جایی که من هستم، خب خیلی فرهنگشون توی آموزش متفاوته. توی ایران یکی از چیزای بد که استادای خوب استادای نظری کارن اینه که همیشه این سوگیری وجود داره که حالا کد دیگه میدیم کامپیوتر حل میکنه. مثلا هیچ موقع اهمیتی نمیدن به این جنس کار و همیشه کامپیوتر رو انگار یه چیز ابلهی میدونن که خودش آماده است که همه مشکلات ما رو حل کنه. یعنی قشنگ من تو ذهنم تا 3-4 سال آخر لیسانس بود که اینا این انتگرال رو حل نکردیم میدیم ماتماتیک رو حل میکنه. بعد الان آدم یکم بزرگ میشه میاد توی ریسرچ میبینه کامپیوتر اونقدر راحت نمیاد همه چیز رو حل کنه، باید یاد بگیری درست پای سلام علیک کنی. آره، ولی فکر کنم همه اینجا توی این لایو متعدل قولید که کسی که میخواد بیاد سمت این حوزه باید اول از همه ریاضی دوست داشته باشه، دوم که به مقدار کافی دست ورزی کرده باشه توش. اینو میخواستم بگم دقیقا که یکی از مشکلاتی که من که کل تحصیلات عملا ایران بود این بود که جاهایی که من درس خوندم کورس برنامه ریزی نبود و بر همین وقت من توی دکترا میخواستم کار پژوهشمو شروع کنم، یه خیلی برام سورپرایز بزرگی بود.
فکر میکنم خیلی تأکیدی که دستگرم تا وقت من ایران بودم روی برنامه نویسی میشد کم بود، در صورتی که این رو اینجا مثل مثلا الفبا در نظر میگیرن، مثل اینه که تو بگی هیچ زبان برنامه نویسی بلد نیستن، مثل اینه که خب مثلا بگی هم فیزیک بلد نیستن، خیلی خیلی چیز بدی حساب میشه. برای همین خیلی مهمه، فرقی نمیکنه چه زبانی، واقعا مهم نیست. میتونه پایتون باشه، حتی میتونه مطلب و متمتیک ها باشه، سی باشه، سی پلاس پلاس باشه، هرچی، یه زبانی باید بلد باشه، از لیسانس بلد باشه، از دبیرستان بلد باشه. این حرف کاملا درسته. شما من سینا و علیرضا اینا رو که گفتن، اینا کلن چیز بودن، اینا بچه درس خونه و شاگرد اولای کلاسشون بودن، همه هم میدونستن. مثلا من میدونم که سینا همیشه نمره خوب میگرفت و خیلی هم تلاش میکرد، اما راجبه شما دو نفر نمیدونم. شما مثلا همیشه توی لیسانس بهترین نمره رو میگرفتید، خیلی درس خون بودید. چون من حالا زره، خب من چون از اصفهان میام، اصفهان یه ذره روش‌های تربیتی ما متفاوته. مثلا از همون اول ما با این ایده شروع میشیم که بشین سر جات بابا اینا. مثلا من هیچ موقع کسی نمیگه برو فیزیک بخون، به کسی هم گفتم سر میگفت برو بشین سر جات. دانشگاه هم که اومدم همین برخوردها میشد با هم. شما از این تجربه داشتید یا مثلا نه، شما همیشه از اون شاگرد اول خوبا بودید که چشم و چراغ دانشگاهتون بودید و همه میگفتن the next Einstein from ایران، و چجوری گذشته براتون این دوره؟ من یا شما بهراد جفتتون بگید. من معدل لیسانسم با عرض شرمندگی 13 خورده بود، چند تر مشروط شدم. من اصولا بلد نبودم وقتی که این رو بخون بگم چشم هر کار شما میکنم. برای همین اتفاقا جز آدم هایی بودم که به هم گفتم هنر میکنی اگه ارشد بگیری. و یه مشکل خیلی بزرگی که من توی ایران داشتم این بود که خب سیستم خیلی نمره محوره و کافیه که مثلا توی یه درسی نمره تو خوب نباشه، اون روی پیشونیت ثبت میشه، خیلی سیستم نابغه پروره، روی پیشونیت تو ثبت میشه و تا آخر ممکنه یه دو تصمیم بگیرن که مثلا روی تو سرمایه گذاری نمی کنی. تجربه من به طور خاص بیرون ایران کاملا متفاوت بود، چون چیزی که آدم هایی که من باهاشون در تماسم، توی مثلا آدم هایی که تو سرن باهاشون کار میکنم، یه تو فرمیلاب باهاشون کار میکنم، به یه عالمه دانشگاه دیگه توی اروپا و آمریکا که ویزیتورشون بودم با هم پروژه انجام دیم، خب اینه که تو چقدر چیز بلدی، چقدر خوب میتونی پژوهش کنی، چقدر خوب میتونی کار کنی، چقدر ایده داری. و هیچ وقت حالا کسی نپرسید مثلا معدل لیسانس، ولی مثلا تو ایران اگر کسی میخواد فکلتی بشه اپلای کنه. آره ایران که خیلی عجیبه، ایران کارنامه هاشو مثلا توی وبسایت بذاره. آره ایران شما مثلا میخواید استاد دانشگاه بشید، من اینو تازه نمیدونستم. مثلا اگر شما مثلا فرض کنید کاشان درس خونده باشید لیسانس، بعدش اومده باشید واسه دکتر رفت باشید مثلا پینستو، خب بعد مثلا یه نوبل هم گرفتید، طبق قانون اینجوریه که میگن نه، شما دانشگاه لیسانستون توی سطح اونجا نمیتونه اصلا به استاد دانشگاه تهران بشه. آره آره، من کسی رو میشناسم که تصمیم گرفته بود ایران درس بخونه. من واقعا تحسین میکنم این آدم رو، انقدر کار علمیش درجه‌ایه که کارهای خیلی خوبه بین المللی داره انجام میده، نمیخوام خیلی اطلاعات بگم که معلوم بشه اسمش، ولی خیلی طول کشید تا بتونه جای هیئت علمی بشه، فقط به خاطر اینکه مثلا توی شریف درس نخونده بود، بیرون ایران درس نخونده بود. خیلی ساده بود اگر به سیویش نگاه کنی، خیلی ساده بود دو دفعه چهار تا که این آدم فوق‌العاده است، با اون آدم ها اون جاهایی که داشت باشون کار میکرد، تعداد مقالات، تعداد ارجاعات، همه چیش فوق‌العاده است، ولی هر بار اپلای میکرد به هم یه بار یه چیزی نشون داد که رد داشت میشد، دانشگاه محل تحصیل دکترا. بعد مثلا خب واقعا اینجا اینطوری نیست، چیزی که من توی آمریکا دیدم و توی اروپا اینه که خب ببینیم تو چی کار کردی، توی فرد تو چی کار کردی،
تازه آمریکا به نظر من بدتر از اروپا هم هست، یعنی اروپا که خیلی دست بازتر هستن به این مسئله نگاه میکنه، چون یه از دانشگاه آمریکایی که اصلا اوتوماتیک میگن که مثلا اگر از سه پایین تر بودی نه، ولی اروپا راست من اینجوری که خب بیاییم پسر جان چی بلدی چی کار کردی. من احتمالا باشم میگم آمریکا بیشتر اینطوریه، بیشتر بلدن نورمالایز کنن که ببینن تو چقدر چیز بلدی، مهم نیست از کجا بودی، چقدر چیز بلدی چی کار کردی. یعنی دستگم من هر دوی اینجا خواهد. من برای پوزیشن دکترا رو میگم و شما فکر کنم برای پوزیشن پوستاک و بعد از دکتری رو میگی. من حرفم کلا پیشرفت توی علمه. نه بله. این که افیلیشن مهم نیست، کجایی کاری که داری میکنیه که مهمه. خب ببین پس بچه ها ببینید، این حرفی که زهرا زد دلیل نمیشه که درس نخونید، این دلیل میشه که اگر تا حالا نمره نگرفتید این به این معنی نیست که شما قرار نیست چیزی نشید یا مثلا در دنیا بسته شده، این سوء برداشت نشه. نه اصلا منظور من این نبود، من بلد نبودم درس بخونم توی لیسانس به خاطر اینکه نه من بلد نبودم نمره بگیرم، بلد نبودم نمره، دقیقا منظورم اینه بلد نبودم نمره، چطوری درس بخونم که نمره بگیرم. من اصلا دوست داشتم اینا فرایند نمره گیری و مهندسی کرده بودم توی لیسانس، بعد اینا می اومدن نمره می گرفتن بعد عجیب و بعد من اینجوری بودم که من حالا نمیخوام این چیزایی رو بگم، ولی مثلا اینا ساده ترین مفاهیم اون درس رو بلد نبوده، بعد می اومد دو نمره از من بیشتر بشد، ما اینجوری قیامه پوکر فیس که خدایا این چه عدالتیه. بعد کم کم فهمیدن که نه، شما همیشه وقتی سیستمای یه متر میذاری روی یک فضایی بعضی قشن یاد میگیرن اونو مهندسی میکنن نمره خوب میگیرن اینها. یه چیز بامزه هم من بگم اینو با یه واسطه از دکتر منصوری شنیدم، حرف بامزه هم میگه که توی ایران طرف ادعا میکنه استاد فیزیکه بعد نمره میده 19.83، بعد من منصوری بهش میگم خب شما میدونی که توی فیزیکه چیزی وجود داره اسم رقم بامعنا، یعنی شما وقتی داری به طرف میدی 19.83 میتونی این دانشجو رو با این دانشجو با دقت 1/100 از هم تمیز بدی، واقعا از کجا میاد این ذهنیتی که این میاد؟ بعد طرف میگه خب من دیگه جمع کردم تقسیم کردم، خب تو فیزیک خوندی اینو یا باید بگذارش کنی مثلا 20 یا 19، این وسط کار چه جوری این داره میچینید؟ یعنی مثلا این خیلی جالبه، این طرف یه عمر ادعای فیزیک میکنه نمیدونم من با خطکش اینو باید اندازه گیری کنم اینجوری گزارش کنم بعد نمره میده، بعد شما قشنگ میافتید توی این رقابت ها و توی ایران که تا تهش هم همینه، یعنی شما خیلی ساده با این متر و معیارها مقایسه میشید، ولی خب میبینید که میشه. برات شما چی؟ خصوصا من یه چیز بگم، IPM توی ایران گاهی وقتا از چه میدونم جای خارج رفتن هم خیلی سخت داره، علتش اینه که اولا خیلی کم دانش میگیرن، دوم اینه که خیلی با وسواس میگیرن. حرف درسته؟ نمیدونم والا، منو که خیلی با وسواس نگرفتم. ولی پس شما جز اونایی که بدون وسواس همین خوش اومدید. نه نمیدونم، آره ولی خب معمولا استاندارداشون یه کمی بالاتر از دانشگاه هاست، یعنی چون مؤسسات تحقیقاتی هن و از اون اول میگیرن دانشجو رو به قول خودشون به عنوان همکار پژوهشی، انتظار دارن که استانداردها ذره بالاتر باشه که تقریبا از همون اوائل که دانشجو میاد بتونه کمک بکنه به پروسه پژوهش مثلا توی IP. یه چیزم من بگم در مورد اون بحث آمریکا و اروپا، من حداقل با تجربه خودم هم که اون مدتی که تو آمریکا بودم با زهرا موافق دارم که اونجا یه ذره معمولا منعطف‌تره به نسبت بک‌گراند دانشجو، ولی اینو بگم که تجربه من حداقل اون جاهایی که بودم برخلاف زهرا، البته میگم الان دلیلشو، توی فیلد ما توی تئوریتیکال فیزیکس اتفاقا معمولا خیلی وزن زیادی به نمره میدن توی ارزیابی دانشجو. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حداقل تو پروسه که دانشجو دارن اپلای میکنن، به خاطر اینکه دانشجو که از لیسانس یا فوق میره، خودمون رو مسخره نکنیم دیگه، عملا هنوز اونقدر چیز سافستیکیتدی بلد نیست که واقعا بخواد یه ریسرچ با معنی بکنه توی اون فیلد، یا مثلا بخواد
خیلی دانش تجربه مثلا به درد بخوری توی چیز داشته باشه. و از اونجایی که کار ما هم بیشتر با کاغذ قلم و همین حل معادله و اینا هست، اون چیزی که البته من کماکان معتقدم که الزاماً حداقل تو ایران به همین دلایلی که شما گفتی این متر خوبی نیست واسه سنجیدن آدم ها، ولی چاره ای هم نیست، بالاخره یه متریه که از روی این اندازه گیری میکنن. مثلا حتی من اون مدتی که استونی بورگ بودم چیزی که به ما حداقل اولش گفته بودن این که ما حتی وقتی شما میان درخواست میدین که با یه استادی بخواین توی اون ITP که اونجا داشتیم Institute for Theoretical Physics بخواین کار بکنین، ما نه فقط لیدر گریدای شما رو نگاه میکنیم، بلکه چون سیستم اونجا اینجوریه که اول از 100 یه نمره داده میشه، نمره خام ترکیبی از نمره میان ترما و هوم ورک های شما، بعد اون لیدر گرید اینجوریه که مثلا 5% اول از اون 100 نمره میشن A، 5% بعدی میشن A ماینس، همینجوری الی آخر. حرفشون این بود که ما حتی میریم نگاه بکنیم نمره شما از 100 چند بوده با هم مقایسه میکنیم بخوایم چیز بکنیم. خوب شد اومدی جان، من فقط یه توضیحی خوب کاری کرد اومدی. توضیح هم اینه که فکر میکنم بحث شما برای وقتی که دانشجو بید، ولی دانشجو بودم با فرض اینکه کسی که فیزیک میخونه میخواد توی فیلد بمونه، خب فقط اون تیکه اولشه و از یه جایی به بعد اون پژوهشه که مهمه. درسته که اولش خب به جز نمره دانشجو چیزی نداره. منم خب اول لیسانس هم اینطوری بودم و تو ارشد و دکترا استریت ای بودم، همه چی تقریبا ای همیشه. ولی از یه جایی به بعد منظورم اینه که اینکه نمره فلان درس چیه یا افیلیشنه دقیقا چیه، از یه جایی به بعد این بیمعنی میشه. ممکنه که طرف هاروارد پست‌باک باشه یا دانشجو باشه، ولی خب کار علمی که کردی چیه، پژوهشی که کردی چیه، چیزی که به علم اضافه کردی چیه. اما دو تا فرهنگ داریم، فرهنگ آموزش که از یه جایی به بعدی که محو میشه فرهنگ پژوهش. دقیقا چیزی که من میخواستم بگم این بود که چیزی که من تا الان از ایران دیدم اینه که خیلی تاکید همچنان وقتی تو پژوهشگر هم هستی روی اون عددها به شکل بی‌معنی زیاده. این که همچنان این مهمه که تو نمره لیسانس چیه که تصمیم بگیرم پژوهشگر فلان دانشگاه بشی یا نه. با بچه‌های ایرانی ما که من دانشگاهی خوب کماکان توی رزومه‌شون میگم ما سمپادیم، بابا جان دیگه رها کنید سمپاد و شریف اینا گذشت، بیا روی کاغذ الان چی داریم. حالا من دقیقا در ادامه این ور میز رو دیدم، مثلا چند نفر با من تماس گرفتن از یه جایی که مثلا میشه با شما پروژه انجام بدیم از یه جایی توی ایران، بس سیویشون رو فرستاده بودن و برای من خیلی عجیب بود چرا از دونستن این که اینا سمپادی بودن من باید تصمیم بگیرم باهاشون پروژه انجام بدم یا نه. و خب برای اون لازمه که مثلا من بدونم چی بلدی، سمپادی بودن هیچ اطلاعاتی نداره. یه ذره بیشتر این که چه نرم افزاری دانشجو بلده باهاش کار کنه، چی کار کرده، کار پژوهشی کرده، رو چه پروژه کار کرده، ایناست که اهمیت داره دونستنش. حالا باز بفهمید. نه فقط منظورم همینه. آره اصلا منظورم این نیست که نمره اهمیت نداره، این کاملا حرف درستیه. تا یه جای خب جز نمره چی داره که بسنجم. من همیشه یه مثالی میزنم، یه امینا ما توی فیزیک بارها انجام دادیم، یه موقع داریم بس میدیم حل صفر، یه موقع داریم حد بی نهایت رو میبینیم و اینجا یه رژیمه، اینجا یه رژیمه دیگه است. یه که فیزیک خونده باید بفهمه که این رژیم با این رژیم فرق داره. درسته. وقتی ما توی لیسانسیم و اول کارم و فرهنگ آموزشه عزیزم 20 گرفتی مشقاتو زود تحویل بده و خیلی همین چیز شسته رفته. من همیشه میگم بعضی رو فکر کنن که حالا وای چقدر سخته، مثلا دیگه خصوصا بچه هایی که میرسن به جکسون خوندن، خب جکسون پیر آدم رو در میاده، ولی بالاخره 1000 نفر توی دنیا آمدن به این سوال جکسون یه بار فکر کردن دیگه، یا حل میشده یا حل نه. تقریبا کلامتون 16 فصل جکسون رو توی یه ترم پاس کردن. منم همینطور.
نمیدونم چه سیستمی بود که ما ساکورایی رو تو دو ترم پاس کردیم ولی جکسون رو تو یه. من 12 فصلش رو تو یه ترم پاس کردم. البته خب واقعا الان من هیچ کارم ربطی به جکسون نداره، ولی حالا اینو می‌خواستم بگم که از یه زمانی دیگه کسی کار نداره که شما چقدر بچه درس خون بودی، چون واقعا خیلی از آدم ها هستن این فرهنگ توی ایران وجود داره که مثلا دانشجوی لیسانس خوب میخواد کار بکنه بهش میگن نه برو یاد بگیر، یعنی شما دانش دکترا میبینید هنوز داره یه چیزی یاد میگیره و خب من میفهمم که آدم باید سوادش خوب باشه، ولی هم اگر شما بخواید همینطور هی یاد بگیرید که دریای علم ساحل ندارد که شما هی این ور رو میرید اون ور رو میرید هیچ موقع هم تمام نمیشه. و بعد یادمون میره که مفهوم پژوهش اصلا شبیه به مفهوم آموزش نیست، خصوصا سمت فیلد ما که بین رشته‌ای میشیم. من خیلی وقت به بچه‌ها میگم من دیدم آدمایی که با بک‌گراندای میان که اگر روی نمره و درس و تکلیفشون بخوای نظر بدی میگی نه هیچی نمیشه، بعد نگاه میکنی میگی او اینا مثلا چقدر کاره مثلا خوب پژوهشی کردن. یکی از علتاش میگه اونایی که میان سمت ما باید یه ذره فکرشون رو بذارن بازی کنه چون بین رشته است و کسی وقتی کسی فیزیک خونده نمیده به نمره زیست شناسیشو بده یا نمره کامپیوترشو بده، این بیچاره رفته یا علم زیست شناسی خودش یاد گرفته، ولی باز اینا بهونه نشه که اونایی که الان لیسانسن شما تو لیسانس باید خوب یاد بگیرید بعد ولی به این فکر کنه که توی لول بعدی گذار فازه، بعد بیاین این ور داستان ببینید چی میشه. ولی بهراد از زیرش در نرو، شما بچه درس خون بودی معدل چند اینا بود عدد نگو، فقط میخوام که بچه ها تصویر درستی بدونن از من. آره میتونیم بگیم یعنی توی حالا دکتری که هنوز تمام نشده ولی توی لیسانس و فوق مثلا بالاترین معدل ورودی بودم. من اولین بار بهراد یه بار یه چیزی از منو شیر کرده بود، بچه اومدم برو به خودت افتخار کن بهراد استوری گذاشته برات، بعد من اصلا داشتم فکرم کدوم بهرادی، 20 بهراد تو ذهنم بود، بعد منم گفتم آه فکر من ایشونو نمیشناسم که هنوز مثلا اوایل قبل از این برنامه، گفتم بابا بهراد خیلی خفن بوده ببین قابل دونسته تو رو مثلا فلان تو. آره پس دمت گرم. یکی از دوستانم شینم یکی از بچه‌ها اینجا بهراد مثلا که سال بالایی یکی از بچه‌ها اینجا بود می‌خواست باشه اتفاقا، ولی الان چیزه تو راه یه سفری نتونسته بیاد نگاه کنه، ولی میگه بهراد از بچه ورودی بالایی ما بود بهراد خیلی خفنه منو پینگ کن من بیام ببینم. آقا من یه کمی کانفلیکت همیشه داشتم با آی پی ام به خاطر سری مسائل جزئی، ولی خداییش من خیلی سمیناره مختلف آی پی ام میرفتم. یه دونه دکتر عباسی دارید کارش کوانتوم فیلد تئوری و این چیزاست، خیلی جوان خیلی خوش تیپی هم هستن ایشون. نازش نوید عباسی منظور فکر میکنن. آره من یه زمان فوق لیسانس چینه ا آره من یادمه که توی اون باغ سمت بلوار ارتش اینا اون یکی یه بار کنفرانس خیلی خوبی بود راجبه یه چیزای عجیب غریب مثلا کوانتوم فیلد تئوری اینا، بعد من خیلی دوست داشتم برم ولی خب موقع واقعا پول نداشتم که واسه این چیزا هزینه کنم حقیقتا، بعد یه میلی بهشون زدم گفتم آخه یه چیزایی تو نرمالیزیشن و کیاس میاس هم داشت من این درش رو میفهمیدم، گفتم آقا ببین من دانش به علاقه منده هم نه ولی میشه این اپلیکیشن فی این کنفرانس برای من ویف کنید من بیام، بعد بنده خدا اینقدر مهربون مثلا چیز کرد و اینا، بعد اوکی اینا، بعد مثلا وسط کنفرانس هم ما خیلی خوشحالیم که شما اینجا ایدینا، بعد هم رفقای ما هم که اونجا بودن این مدن نگاه میکردن به من قشنگ اینجوری بودن که شما الان بوزه گری اینجا، گفتم چرا من چی قاطی تئوریتیکال فیزیسیستا، ولی واقعا مثلا بچهای ما پی ام کی اونجا تاک میدادن آدم کیف میکرد، یعنی قشنگ احساس خوبی پیدا میکرد که خیلی عمیق. سینا من نمیخوام راجع به معدلت گفتم، سینا هم چه درس خون بود همه چی هم گفتن سینا یه چیزی میشه این راجع، ولی سینا من میخوام تو راجع به این تجربه حرف بزنی، تو از عراق استان مرکزی اومدی تهران خوابگاه زندگی کردی با همه اون چلنجای خوب و بدش و الان هم اینجایی. خب من قصدم از ساختن این برنامه اینه که اگه یه کسی مثل خودم بچه هست فقط علاقه منده یه اینترنت گیرش اومد و این برنامه رو داره میبینه ببینه که با منم میتونم قاعدتا این مسیر رو برم، تو برای چقدر سخت بوده شروع؟ چون مثلا تو میگی من از نجوم خوشم میومد، من اون موقعی که فیزیک میخواستم عشق دبیرستان بودن رفتم معلم فیزیکم گفتم آقا من فیزیک چی بخونم، گفت گم شو بیرون
بعد دیدم خب این که فایده نداره، نشد جواب. رفتم به یکی دیگه گفتم، گفت من نمیدونم، یه پسر خاله‌ای دارم اون دوستش فیزیک خونده بود، زنگ زد و برو یک کتابی به اسم فیزیک مدرن کنت اسکرین اینو بگیر بخون. دوم دبیرستان بودم، هنوز هالیدی نخونده بودم، ندیده بودم. رفتم کنت اسکرین باز میکردم، میخوندم نمیفهمیدم ولی کیف میداد. ولی بعد اومدم دانشگاه دیدم او مردم چقدر امکانات و چیزای آشنا شدن که زمان بابا خیلی نبود. تو هم این شاکینگ ویو رو گرفتی از تهران اومدنت، یا یعنی که نه شما از اول خیلی آگاه و عاقل و بالغ بودی نسبت به این مسئله؟ نه ببین، همونجور که خود گفتی، خب من از عراقم. عراق شهر کوچیکیه، نه نسبت به جمعیت، خب مثلا جمعیت عراق مثلا 1 میلیون از لحاظ جمعیتی قد ادمونتون اینجاست مثلا، ولی از لحاظ امکانات اصلا با شهری مثل تهران یا اصفهان اصلا قابل مقایسه نیست. اصلا مدرسه های مسخره، چیزهای خیلی مسخره هست. فقط من یه چیز قبلش بگم، چون من حدسم الان این که بیشتر مخاطبا هلوش 22 و زیر 22 هن که دارم، فرض کنم لیسانس به پایین تره، چون احتمالا کسی که یواش یواش به ارشد خیلی از راهاش رو پیدا کرده و دارم سعی میخوام سعی کنم خیلی مواظب باشم که بین تعریف از خود و این راهی که رفته شده یکم مواظب باشم، چون که یه واکنشی همیشه تو ذهن آدمات هممون ایجاد میشه که یکم اگه مواظب نباشه طرف حس میکنه طرف داره کلاس میذاره، بابا ولمون کن، اصلا کلا حرفا دور ریخته میشه. خیلی خفن تو اصلا خدا. آره، و اتفاقا بذار قبل از اینکه چیزی بگم برگردیم سر همون نمره. من تو ورودی خودمون شاگرد دوم بودم، ولی از لحاظ نمره من دوستای خیلی، چون تو خوابگاه بودیم، بچه‌های خوابگاهو خیلی نزدیکترن به هم، دوستایی بودن که ببین من زندگی اینا رو میشناختم، میزان سوادشون رو میشناختن. حداقل حداقلش اینه که بگم تو معدل ما فرقمون 1 نمره نبود هیچ وقت. نمیخوام بگم کی بالاتر از اون یکی بود، خیلی هاشون بودن کسایی که از لحاظ سواد از من بالاتر بودن بدون شک. آه من مثلا میخوام یه اسم، ما یه دوست داشتیم اسم عبدالله جمشیدی، ما هر جای دیگه قاشقمون کفگیرمون ته دیگ می‌خورد چیزی رو بلد نبودیم، رفتیم پیش عبدالله مثلا گفتم آقا ما الکترومغناطیس داشتیم، داشتیم سوال ریتس و میلفورد حل می‌کردیم، عین شیر در گل مونده بودیم، رفتیم پیش عبدالله این چه جوری میشه نگاه می‌کرد و خیلی هم آدم مثلا اون از هم شهریای شما بود از استان مرکزی بود، این نگاه می‌کرد جواب ما رو میداد. بعد برمیگشتیم مانیتورش رو میدیدیم، مثلا داشت کلاس فیلتوری گلشنی رو میدید، ما اینم کردیم که آره. ولی خب دنیا اونقدر به سمت اینجور آدم هم گاهی وقتا اپتیمایز نیست دیگه. آره میفهم. من از ورودی شما، من پشت اسم تو قسم خوردم، ولی مثلا بیشتر از اسم تو به علی رضا قسم خوردم که این آدم میفهمه. علی رضا دقیقا اصلا یکی از چیزهایی که هست در نهایت بعد از اون 8 ترم فکر کنم فاصله بین من رضا، چون ایرزا شاگرد اول ما شد من دوم، و فاصله معدلی ما با ترمای آخر که ایرزا کلن دیگه ول کرد فکر کنم همون سنه نهایتا فکر کنم 20-30 صدم تو معدل فرقمون بود تو 8 ترم، ولی تو سواد اصلا ایرزا توی یه سطح دیگه ای هست. این اصلا من همیشه نیستم که اصلا بود که علی رضا سمپادی بود و پای تخت بزرگ شده. حالا بگذاریم. آره اصلا بکگراندی که علی رضا داشت، خب من با بکگراندی از عراق اومده بودم و علی رضا مثلا یه مثال خیلی خوبش اینه که ما ترم سوم چیز داشتیم، یه دونه درس کامپیوتر داشتیم و اولین باری بود که من اصلا کدزنی میفهمیدم چیه. من از اون درس گرفتم 19.5، ولی تهش به من گفت یه دونه هلو ورد تو سی پلاس پلاس بنویس، جونم بالا میومد بنویسم. علیرضا کسی بود که سوالا رو برام طرح کرد، یعنی تفاوت در این حد بود. و بچه‌های دیگه هم داشتیم، یکی دو نفر دیگه که بچه‌های سمپادی بودن اومده بودن، مثلا کدزنی کامل بلد بودن از دوره دبیرستان. من ترم 3 انقدر از کدزنی متنفر شده بودم، چون اولین بار با سی پلاس پلاس با یه استاد نچندان خوب که من اصلا، بعد ما بچه‌هایی داشتیم که اصلا اینا کدزنی کامل بلد بودن، یعنی شما هر چی بهشون گفتی میشه 2 دقیقه کدشو میزد به تعویض میداد. آره اونم ما تجربه های عزیزان بود. آره و این تفاوت یه دفعه این گپ خیلی زیاده. ولی چیزی که به نظر من تجربه من برای من خیلی جالبه، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. ما بچه‌هایی داشتیم که ولی آره
و برود و پیگیری کنه. ببین مثلا میگم بچه هایی بودن که نمیخوام اسپیارم، یکی از هموطاقی های من بود، به شدت بچه باهوشی بود، کار نمیکرد. مثلا الکترومغناطیس از دکتر سپنجی الکترومغناطیس 2 گرفت 20، دکتر سپنج علیرضا اینالو مثلا فکر کنم از دیفرانسیل گرفت 19 و نیم. دکتر سپنجی مگه 20 هم میده؟ همین، دقیقاً همین، دکتر سپنجی الکترومغناطیس 2 20 گرفت. و نه با این که مثلا بگم فقط نمره گرفت، اصلا یه چیز خیلی خوبی بود تو مغناطیس 2. ولی اینجوری بود که من ساعت 8 صبح میگم چون هم اتاقی بودیم، من از خواب بیدارش میکردم، فلانی پاشو میرفتم در صورت هم میشستم، هنوز خواب بود، فلانی پاش. یک ترم من اینو به زور صبح بیدار میکردم، نمیرفت سر کلاس. ببین شما اینکه هوشت خوب باشه یه چیزه، اینکه پشتکار داشته باشی، پشتکار نه به معنای من پشتکار داشتم فلانو بسار، پی کاراتو بگیر. اینجوری نباشه که من بچه هایی بودن که مثلا این یه دفعه یکی دو ترم داغ میکردن، شروع میکردن خوندن، بعد دو ترم موتور میسوخت. ولی اینجوری نیست. این یه پروژه یه که شما 4 سال لیسانس رو داری، بعد سال چهارم لیسانس و بچه 18 ساله اومده، خیلی از شهرشون دور شدن. حالا من اینجوری نبودم که بگم دلم واسه شهرم تنگ شد، هر کسی یه شخصیتی داره، ولی دوستی داشتم که وقتی از عراق اومد تهران فاصله میکنن 350 کیلومتر، 4 ساعت رانندگیه، طرف پکید. من صبح روز دومی که رسیدم تهران آهنگ دلم میخواد به اصفهان برگردم پلی میکردم، به بابام گفتم من برمیگردم اصفهان، ولی خب چون زیر تربیت بابای من خاصه گو بی خود قطع کرد، بعد ما دیدیم که نمیشه برگشت اصفهان. اینجوری میگم دقیقا یکی از دوستای عراقی منم بود، اتفاقا دانشگاه خواجه نصیر بود، یکی دو هفته که اومد قشنگ دوست من پوکید، یعنی هر هفته پام شد آخر هفته میرفت عراق. ولی من اینجوری بودم که اول ترم اومدم آخر ترم برگشتم. به خاطر این دغدغه های دانشجو خب خیلی زیاد، طرف از شهرش دور شده، نمیدونم بحثای دانشگاه پیش میاد، بحثای آموزشی پیش میاد، هزار تا مسئله داری. خود زندگی توی خوابگاه من الانی که خب من الان فنلان زندگی، گاهی وقتا میشنم حساب میکنم که واقعا چی تو وجود من بود که اون خوابگاه رو تحمل میکردم. یعنی اگه الان یه بار یکی دیگه من بگه همون مسئله یه بار دیگه برو بهت نوبل میدیم، سر 40 سالگی بهت نوبل میدیم، میگم نمیخوام. یعنی اون جوانی و شور و عشقی که داشتم و اینجور بود که مثلا من اصلا درکی نداشتم که چقدر زندگی سخت بود تو خوابگاه، مثلا بی امکاناتیش. اصلا یه اتاق 3x4 شما 4 نفر الا 8 نفر هم خوابگاهی میشی، میگم هزار تا مسئله داری. بعد ترم مثلا مثلا رشته مثل فیزیک ترم مثلا سال سوم به شدت سنگین میشه، چون الکترومغناطیس ها میان، کوانتوم ها میان، و خب بالاخره سنگینه واسه اون دوره دیگه حداقل. و شما باید این پشتکار رو داشته باشی که خسته نشی، بعد اگه فکر اپلای حالا بیفت آیا زبان یاد گرفتی شما قبلا یا نه، بعد شروع میکنی میبینی که MSN که برنامه نویسی خوبه. حالا برنامه نویسی کی بود از یه شهر کوچیک اومدی؟ من پایتون رو من خودم شروع کردم از کورسرا نگاه کردن، میگم نه خوشگله، کدزنی حال میده، چه تفریح باحالیه. و من اتفاقا خیلی دوست دارم الان، منم با کورسرا پایتون ماشین لرنینگ خودم اصلا، یعنی از فیزیک یواش یواش ممکن اصلا فاصله بگیرم. من اومدم دانشگاه کامپیوتر من اصلا یه دونه کورس، اتفاقا منم یه دونه کورس از بچه دانشکده کامپیوتر گرفتم. نه من آفیشالی دانشجو دکترای کامپیوتر ساینس هم آخه. با همین میگم اینا یه سری چیزاییه که ببین شما اینه که موتور نسوزون. اگر چیدی که بیای خارج کشور یا اصلا تو فیزیک بمونی ولی به جاهای خوب برسی، تو هر نه الزامن فیزیک اینه که خب لیسانسش یکم نسبت به رشته های دیگه یکم چالنجینگ تری، یکم وقت بیشتری میخواد، نمیگم سخت در الزامن، ولی صرفا اینه که باید بشینی پشتش. من دوست داشتم به شدت باهوش بودن، خوابگاه دارم و بقیه چون مثلا من میدیدم رفت تو اتاق مثلا بچهای مدیریت، رفت تو اتاق بچهای ریاضی، بچهای کامپیوتر، بچهای مهندسی فلان، بچهای تربیت بدنی که اصلا تربیت بدنی واقعا یعنی تعارفی نیست چون بگیم ما خفنیم. فیزیک و ریاضی حداقل خیلی زمان برتر از بقیه رشته است. من یادمه که با دکتر سپنجی که اسمشو گفتن درس مکانیک کلاسیک داشتیم، دکتر سپنجی عزیزتری آدم برای من. من قبلش چیز بگم، یادم الان میشه دکتر سپنجی، گفتم دکتر سپنجی به نظرت توی من چیزی میبینی که من فیزیکو ادامه بدم؟ اول لیست بعد دکتر سپنجی. خب آدمیه که بالا پایین روزگار زیاد دیده، دانشجو خیلی خفنم دیده، دانشجو من هم دیده. بعد من گفتم ببین پسرم،
من دانشجوی خیلی خوب زیاد دیدم که به جای نرسیده، ولی دانشجوی معمولی زیاد دیدم که به خاطر پیگیر بودنش به جای رسیده. اگه میتونی پیگیر باشی ادامه بده. این از این چیز اخلاقی ماجرا. دکتر من اینو سعی کردم میکنی کلاسیکو بچه‌ها قبول دارید که علم داره همجور با سرعت زیادی پیشرفت میکنه؟ گفتیم بله. و پس شما نباید کتاب آسون بخونید، ما با گلدشتانی شروع میکنیم، شما میکنی کلاسیک درس دادن. بعد گلدشتانی رو اگه دوستان دیده باشن، any zip file، یعنی شما نوشته که it can simply be derived، it can easily be shown that، یا after some algebra it can easily be shown. این جمله یعنی شما سه صفحه باید بشین خودت بنویسی که از یک خط کتاب گلدشتان بفهم چجوری به خط بعدی. بعد چی دیگه دکتر سپنجی؟ یه روش معروفیه بهش میگن proof by intimidation. آره دقیقا. این فارسیش میشه چجوری پروفو بکنه تو پاچه دانشجو که خودش زود بزنه. آره. بعد دکتر سپنجی گلدشتان رو به ما درس میداد، کتاب به این زخامت من تو سرم میداد. بعد هم همسایه ما بچه مدیریت بودن، یه جزوه داشتن 75 صفحه که میان ترم نصفش رو میخوندن حذف میشد، واسه پایان ترم 30 صفحه بعدش رو میخوندن. و خب این واقعا مثال نیست که تو مثلا زمانی که اون داره میذاره رو با زمانی که من میذارم واقعا فیزیک. یه خاطره من از دکتر سپنجی بگم، یه تفریح باشه این وسط برای بچه هم جالب باشه. دکتر سپنجی عزیزترین آدمیه و کسی که من رو اسمش رو هر چیزی قسم میخورم، ولی یه حرکت خیلی خوشگل سر ما زد سر الکترومغناطیس دو. تو دانشگاه شهید بهشتی قانون نانوشته ای هست که شما با هر استاد بیشتر از 3 ترم نداری کلاس. ما با دکتر سپنجی 5 تا کلاس داشتیم، کلاس 5م الکترومغناطیس دو بود. بعد دکتر سپنجی هم اصلا شوخی نداره که شروع میکنه درس دادن و علی اصلا استوب یواش استاد پوکیدیم نداره، میره. بعد رسید به الکترومغناطیس دو، ما میان ترمو دادیم، یواش یواش رسید آخر ترم، بچه‌ها شروع کردن ناله کردن که استاد با ما 5 ترم داشتیم، تو رو جان هر کی دوست داری این الکترومغناطیس دو 300 خورده صفحه مثلا درس میده. آخرش جکسون درس میده. نه ما همون گریفیتس رو داشت به ما درس میداد. آخرش جکسون درس میداد که کلا با تنسور درس داد و اینا. و گفتیم آخوان بیا این میان ترم و ما 5 ترم داشتیم دیگه، 2.5 سال با هم نون و نمک هم دیگه رو خوردیم، بیاییم میان ترم الکترومغناطیس دو رو حذف کن. اول کنیم مقاومت کردن، آخرش گفت باشه حذف. آقا ما رفتیم سر امتحان پایین ترم، برگه رو گذاشت، من اینم ردیف جلو هم بودم، جزء نفرت اولی بودم که برگه سوال رو دیدم. تا سوال اول نگاه کردم هی داشتم فصلایی که تو میان ترم بودم، فال فصل 9 که نیست، 10 هم که نیست، 11 هم که نیست، 12 هم نیست، جزء اونها هم نیست. بعد همین گفتم خدای من چیزی جا گذاشتم؟ کلدر آوردم بالا دور و بر نگاه کردم دیدم همه یه جوریه. بعد گفتم استاد این سوال یک مال از میان ترمه؟ گفت آره. گفته بودم حذف میکنم، حالا جواب بدید دیگه. 30 تا دانشجو سر کلاس من جوری خود چرا؟ بعد کلاس امتحان تموم شد، منی میرفتم دکتر خود چرا؟ گفت نه میخواستم طرز فکرتون عوض کنیم. دست در من اینجام نمید مثلا 10 تا سوال باشه یه سوال توش چیزی نباشه، مثلا کلان 4 تا 5 تا سوال بود، 1/4، 1/5 نمره شما این بود که اصلا این که حذفی نریم، مثلا حذفی یعنی چی؟ باید بشین بخونیم اگه فیزیک حذف میشه. دکتر سجایی میگفت من تنها چیزی که براتون حذف میکنم اینه که ثابت ها رو بهتون میدم مقدارشون چقدر. دکتر خیلی ممنون. خب ما خیلی تانژانت زدیم و من یه سوال چیزی میپرسم، از راجع به مادیات حرف بزنیم. آیا کار شما ربطی به فلسفه داره یا نگاه فلسفی روی حوزه مطالعاتی شما اثر داره یا نه؟ من سوال برای کیه؟ من اگه اشکال نداره شروع کنم، چون جوابم توی کوت مکس بورن خلاصه میشه. آقای مکس بورن یه کوت جالبی داره، من بهش اعتقاد دارم. میگه که من خیلی سعی کردم که کارهای فلسفه مختلف رو بخونم، ولی از فلسفه هیچ وقت این حس رو نگرفتم که اصطلاحاً استیدی پروگرس داره، یعنی به صورت منظم داره مسائلش رو حل میکنه، مشکلاتش رو حل میکنه، میره جلو. بیشتر نه که فلسفه دنبال میکنن، بیشتر فلسفه کارش تولید سواله تا اینکه جواب بده بهشون. ولی یه جمله جالبی میگه I'm convinced that theoretical physics is the actual philosophy. من معتقدم که فیزیک نظری واقعا
اون چیزیه که اسمش فلسفه هست و خیلی اون حس استیدی پروگرس رو میده به آدم. و اگه نگاه کنیم سوالایی که شاید مثلا 100 سال پیش 200 سال پیش واقعا پیوری فلسفی حساب میشده، الان سوالایی که تو حوزه فیزیک نظریه، مثلا همین از جمله همین کارهایی که ما داریم میکنیم در مورد اینکه فضا چیه، زمان چیه، چجوری به وجود میان اینا. من خودم واقعا سال آخر لیسانس که فهمیدم اینا اکتیو فیلد آف ریسرچه خیلی شوک بودم. فکر میکردم اینا، یعنی اگه قبلش یکی به من میگفت فضا چیه، زمان چیه، من گفتم بابا اینا سوالای متافیزیکیه یا مثلا فلسفیه. ولی کار تئوریکال فیزیکس اینه که به اینا جواب بده. ولی من تا همینجا استاپ میکنم. هستن کسایی که خیلی بیشتر جدی تر شاید فلسفه رو دنبال میکنن، ولی من برام همون کاری که دارم میکنم به نظرم همون میزانی از فلسفه است که لازم دارم. یه برنامه برگزار شد توی کلتک اسمش فاینمن ساعت به مناسبت 100 سال من اونجا لنر ساسکایند که نمیدونم شما جز اونایی که دوستش دارید یا فوشش میدیم، به هر حال اونجا راجب فاینمن حرف میزنه. بعد میگه بعضی ها میگفتن که فاینمن اصلا اهل فلسفه نبود یا مثلا بعدش میومد. بعد میگه اتفاق از نظر من فاینمن فیلسوف ترین فیزیک دونا بود، چون مثلا فلان میکرد بیسار میکرد. یا مثلا میگن فاینمن متمتیکال بلد نبود خیلی فکر کنه. اتفاقا از نظر من فاینمن متمتیکال کارترین فیزیکدون بود، فقط مشکلش این بود که داد و بیداد نمیکرد، مینشست واسه خودش فکراشو میکرد تمیز، بعد خروجی رو نشونه مردم میداد میگفت این. آره واسه همین یه ذره چیزه. زهرا شما نظرت نزدیک بهراده یا کدوم؟ شما سمت شات آپ اند کلکیولیت هایید یا سمت اینکه نالو بیاین دوست باشیم با فلسفه؟ خیلی من فلسفه رو از فیزیک جدا میبینم. فیزیک فیزیکه، فلسفه متافیزیکه. من کارم فیزیک. بله 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 بله. خب سینا شما فلسفه نیست، دو تا چیز متفاوته تو ذهنم. بله. اینا فکر کنم خیلی نکته مهمیه که تاکید کنیم. واقعا متدولوژی علمی خیلی فرق داره با متدولوژی که فلسفه استفاده میکنه. دقیقا این هم متدولوژیه که این فیلدا رو از هم جدا میکنه. ممکنه بعضی جاها سوالاتشون مشترک بشه، ولی اون چیزی که دقیقا علم رو جدا میکنه از فلسفه روش علمیه. و فکر کنم همه ما اینجا روش علمی. آره روش علمی. Say yes to scientific method. من حالا واقعا فلسفه نخوندم و مثلا ادعا هم ندارم، ولی همیشه این حس رو که شما هم گفتی داشتم که اصلا اینکه فلسفه و فیلسوفا هی میخوان فقط سوال بپرسن و اصلا اینجوری که سازگاری هم اندازه چیزی که من دیدم انگار نیست. یکی میاد میگه آقا من فلسفه اینی هم، اون میاد میگه من فلسفه اونی هم، بعد میگیم که خب سلام علیک، نه ما کاری با هم نداریم. ولی خب مثلا فیزیک اینجوری نیست دیگه. یعنی من همیشه میگم که ما پیور فیزیکس نداریم، ما فیزیک محض نداریم، فیزیک علم تجربی یا فیزیک نظریه یا تجربی فلانه، همش آخرش باید یه چیزو بگه، اون که طبیعت داره میگه. آره چون توی همیشه این کنجای فیزیک این سوال جالبی و خوبه که آدما بدونن اگر مثلا خیلی به فلسفه و اینجور سوال علاقه دارن. من همیشه میگم واقعا نیاین فیزیک، چون پوستتون کنده میشه، بعد خیلی هم ممکنه بعضی بهتون توهین هم کنه، چون مثلا میگن آقا اذیت نکن ما رو، اومده سوال فلسفی نپرس، سوال علمی بپرس. ما یه استادی داشتیم خیلی جدی واقعا فلسفه رو به عنوان فوش استفاده میکرد، واقعا میخواست یه چیزی رو تحقیر کنه، میگفت این فلسفه است. ولی خب حتی من موافق نیستم که الزاما اون دیدم خیلی دیده قشنگیه نیست، یعنی به جای خودش فلسفه من یکی از عزیزترین و خفن‌ترین آدمایی که دیدم همیشه میگفت که نسبت فلسفه به علم نسبت طالبینی به نجومه و اجازه نمیداد یه کسی ادامه بده. همین که گفتم بگذاریم. من چند تا سوال مادی هم بپرسم بیشتر از وقتتون نگیرم. سوال از این جنسه که تا اینجا خیلی خوش گذشت و ما دیدیم جذاب و چه سوالای خوبی هست، چقدر هیجان انگیز، چقدر سازگار. اما خب از اون طرف
آدم وقتی مثلا لیسانسش رو گرفته میخواد جدی دیگه تصمیم بگیره آیا من بیام این رشته یا نه، شروع میکنه با آدم ها حرف زدن، فیدبک میگیره. مثلا بعضی ها میگن که کلا فیزیک نظری سخته، میخوای بیای چی کار نمیارزه. بعضی ها میگن شغل برای فیزیک نظری کمه، دانشگاه خیلی رقابتی شدن. یه سری ها میگن بابا این بچه های خفن آی پی ام الان همشون رفتن تو بانک دارن کار میکنن، بانک نرفتن صندوق دار بشن، منظور کارهای مالی و از اون جنسه. یا مثلا میگن ببین فلانی فلان جا درس خونده، پرینستون بوده، فلان بوده، الان چی کار میکنه. نشون میده که یه سری هم اونقدر که باید از اتفاقاتی که توی زندگی حرفه‌ای میفته برای کسی که این حوزه رو خونده سازگار نیست. از اون برم مثلا خب این میدونیم که این صنعت، این حوزه ربط داره به اینکه دولت ها چقدر میان سرمایه گذاری کنه. خب مثلا این سر یه پول گنده اومد و آدم ها اومدن خب کار کردن، ایده هم مثلا این بود که خب هیگز رو کشف کنیم، خب کشف کردیم دیگه. بعد الان یه چی بهش میگن دیبیت جدی هست که آیا ما باید باز هزینه کنیم برای چیزی مثل سر که بتونیم مثلا توی انرژی بالاتر بتونیم تست کنیم. و خیلی هم مخالفم، مثلا میگن این پول رو ببریم هزینه کنیم روی گرمایش زمین، ببریم واکسن باش بسازیم الان کرونا داریم ببریم. واسه همین به نظر میرسه که فیزیک نظری این قدیم دیگه مردم حاضر نیستن براش پول خرج کنن. منظور از مردم دولتان و از اون طرف دولت ها و مردم با هم توی این گفتمان دارن قرار میگیرن. خب اینم طبیعتا تحت تاثیر قرار میده این کار شما. از اون برم خیلی ساده تر نگاه کنیم، پوزیشن های فیزیک نظری خوب خیلی کمتره نسبت به بقیه حوزه ها. مثلا اگر شما بخواید سمت فیزیک زیستی برید یا مثلا سمت نوروساینس برید، به خاطر سرمایه‌گذاری های خیلی جدید میبینید یک عالم پوزیشن هست برای کسی که برای کسی که فیزیک خونده. ولی مثلا میبینید پوزیشن های خوب دکترا، چون خصوصا فیزیک نظری فرهنگ خودشو داره. به این چارچوب کلی شما چه جوری نگاه میکنید به این کارتون؟ فکر کنم اینو زهرا شروع کنه بهتره چون تجربهش از همه بیشتره. آیندهش چه شکلیه؟ به نظرتون چقدر امنیت شغلی دارین؟ چقدر بهتون خوش میگذره تو زندگی؟ و اینکه اگه ببخشید چیز دیگه هم بگم، و اگر دوست دارید و صلاح میدونید میتونید راجع به اینم حرف بزنید که مثلا من ازدواج کردم یا نکردم و این فیزیک خوندن تو زندگی مثلا بعد از یکمی 25 سال گذشته که پیش خانواده و دوستیم، تو زندگی که خودت کاملا مسئولیتشو داری چه شکلیه؟ من پس ممکنه زار حرفم طولانی بشه چون این جاییه که خیلی حرف دارم بزنم. اول بگم من خیلی خوشحالم، خیلی داره به هم خوش میگذره تو این کارهایی که میکنم. اول مزیت‌هاشو بگم. برای من آکادمی، مخصوصا وقتی فیزیک نظری کسی کار میکنه، اینه که تو عملا هر ساعتی که دلت بخواد پاشی، هر موقع دلت خواست کار کنی، دلت نخواست پاشی بری کوه، و هر پروژه‌ای که خواستی کار کنی، با هر آدمی که دوست داری کار کنی، چون تو خونه نشستی. کار من مثلا اینطوریه که خیلی روزها در هفته صبح بلند میشم، با همکارم توی استرن جلسه دارم به خاطر اینکه عصر اونه و خب صبح منه، بعد اون تموم میشه، ظهر با همکارم تو ایالت خودم جلسه دارم، بعد مثلا بعد از ظهر با اونایی که یه ذره اون طرف دارن ساعتشون عقب‌تره. یعنی تو میتونی هر جای دنیا که نشستی با هر جای دیگه دنیا کار کنی. اینها همش برای من جز مزیت هاست. فیزیک نظری به طور خاص پول خیلی کمه توش، این حرف کاملا درسته. سیستم اینه که شما هر فرض میکنم الان سوال فقط فیزیکه دیگه، ماده چگال که کار کنید یا هر کار تجربی که آزمایش دانشگاه، یعنی شما خودتون وسیله دارید، آزمایش دارید، خیلی از این آزمایش ها بودجه های پژوهشی چند میلیون دلار یا چند میلیون یورویی دارن، چون اون ماده ای که استفاده میکنن خیلی قیمتش بالاست، هر ساعتی که از دست استفاده میکنن قیمتش بالاست. حقوق متوسط یا پستاک، خرجی که باید مثلا برای یه پستاک بشه در سال، نه پولی که پستاک میگیره، خرجی که باید برای پستاک بشه، پول آفیسش، پول بیمهش، پول خیلی چیزای دیگه، توی آمریکا هلوهوش 100 هزار دلار در سال، توی اروپا 50 هزار یورو، دانشجو تقریبا نصف اینه. اون کسی که بودجه پژوهشی چند میلیون دلاری داره، یعنی اکسپریمنتالیسته،
پول خورد ته جیبشه که بتونه دانشجو یا پست‌دکتر بگیره. برای همینه که خیلی ساده تره کار پیدا کردن تو هر گرایش فیزیک کارش تجربیه. چه ذرات بنیادی میخواد باشه، چه ماده چگال باشه، چه اتم مولکولی باشه. برای کارهای نظری این هی سخت‌تر و سخت‌تر میشه. چون اون گروه باید بره به طور خاص بودجه بگیره، پروپوزال بنویسه. بودجه بگیره، فاندینگ ایجنسی ها رو قانع کنه که من میخوام یه پستاک بگیرم که کاری بکنه که به درد هیچ خیر دنیا آخرت هیچ کس نمیخوره. خب مسلم سخت‌تره. یه چیز دیگه اینه که من این رو به عنوان تحقیر نگاه نمی کنم. کسی که فیزیک خونده تصمیم بگیره به کار دیتا ساینس بکنه. من از جهت تحقیر گفتم. نمیگم شما گفتید. میدونم خیلی ها اینطور میگن. من به نظرم تهش علاقه است. که من دلم میخواد زندگیم مستقل باشم. زندگیم دست خودم باشه. رو موضوعی که خودم دلم میخواد کار کنم. برای همینه که من وقتی لیسانس بودم نمیتونستم بلد نبودم نمره خوب بگیرم. الان بلدم پژوهشگری که دلم میخواد باشم باشم. انقدر که در حد خودم بتونم یعنی قلقش دستم اومده که اون چیزی که تعریف خودم از موفقیت باشه. ولی قیمتش اینه که خیلی سخت دو نفری که هم رشتن بتونم با هم یک تا پوزیشن بگیرم. معمولاً چند سال باید پستاک باشی، مخصوصا وقتی پستاک خیلی رایجه. بیشتر دوستای من که زوجن مثل خودم که زوجن توی فیزیک ناچارم مدت زیادی از هم دیگه دور باشم، دست کم تا جایی که هر دو نفر یه جا شغل ثابت بگیرن پیاد علمی بشن. این جزء ای باشه درآمدی که حتی به عنوان یک پیاد علمی فیزیک توی جاهای خوب دنیا کسی میتونه داشته باشه حد اکثر نصف درآمد کار توی صنعته. یعنی در بهترین حالت کسی که رشتش فیزیکه وقتی هیئت علمی میشه توی آمریکا درآمدش از مرتبه 100 هزار دلار در سال میشه که خیلی در ظاهر ممکنه پول خیلی بالایی به نظر برسه، ولی کسی که مثلا کامپیوتر خونده یا برق خونده و بخواد دیتا، یا حتی کسی که فیزیک خونده و بخواد دیتا ساینس کار کنه، شروع درآمدش از بلافاصله بعد از دانشجو اولین کار تقریبا دو برابر اینه. فکر میکنم تهش اینه که اولویت آدم چیه. من برام خیلی مهم نیست این زندگی عادی سخت و بالا سر، اینا کافیه. دلم میخواد توی آکادمی بمونم به خاطر اون چیزهای اضافه ای که به هم میده، ولی همه این سختی ها هست. برای من که ایران درس خوندم خیلی سخت بود اون جاهایی که دلم میخواد بتونم پست‌دات بشم. باز اینو من به عنوان مزیت آکادمی میبینم که این لازم نیست. یعنی تو میتونی یعنی اینطور نیست که اگر فلان دانشگاه درس نخوندی دیگه نمیتونی جای خوب دنیا پست‌دات بشی. میدونم مثلا در مورد حقوق توی آمریکا اینطوریه که اگر مثلا از هاروارد یا پرینستون حقوق توی اونجاها حقوق نخونده باشی خیلی از شرکت ها محاله بتونی کار کنی. اینطوری نیست که بتونی بعدا با کار پژوهشی خودت رو نشون بدی. اون مدرک هست که براش مهمه. فیزیک اینطور نیست. ولی سوال اینکه استاد راهنمای دکترای شما چقدر موثره تو پستاکی که میرید این موثره؟ اینو میخواستم در قسمت بعدی بگم، یعنی دقیقا میخواستم با این ادامه بدم. ببین موضوع اینه که توی فیزیک توی آکادمی مهم اینه شما رو بشناسن. خیلی مهمه. بدون شناختنتون هیچ کس شغل نمیده. وقتی اون نتورکینگی که میگن، بله، good networking. دقیقاً. وقتی شما دانشجویید اصولا کسی شما رو نمیشناسه، استاد راهنما رو میشناسه. من 20 روز پیش داشتم با رئیس این مرکزی که توش کار کردم که رئیس خودم حرف می‌زدم، داشت میگفت من خیلی برام پیش میاد از ایران به هم ایمیل بزنم پوزیشن میخوام و تقریبا به هیچ کس جواب نمیدم. و دلیلش هم برام اینه، وقتی کسی رو نمیشناسم هیچ نظری ندارم. دانشجو نمره داره، نمره همه هم از دم خوبه، هر کس میاد افتر میکنه نمرهش خوبه. فقط در صورتی اصلا کسی رو بررسی میکنم سیویشو که استاد راهنماشو بشناسم. و میدونم خیلی ها این هستن، برای همین خیلی این کار خودم نکردم، برای من اشتباه بود. ولی فکر میکنم خیلی مهمه که با مقیاس دنیا من دارم حرف میکنم، با مقیاس ایران. با
استاد خوب آدم کار کنه، جای خوب آدم کار کنه. سخت دونستن این موقع دانشجویی به خاطر اینکه خب تو اون فیلد کار نکردی، چه میدونی که اون استاد خوبی هست یا نه. ولی به نظر من میارزه حتی یکی دو سال فاصله بیفته بین ارشد و دکترا، ولی اون کسی که کارش رو دوست دارین و میدونید این در صورتیه که البته هدف فقط بیرون ایران اومدن یا فقط دکترا خوندن نباشه دیگه، هدف این باشه که آفاده بمونه، خیلی مهمه تو چه گروهی باشین. دقیقاً به این دلیل، چون اون استاد راهنما است که موجب میشه که شما بعداً شغل بگیرید یا نگیرید برای پستاک که اول دست کم. یعنی فقطاً بحث اسم و رسم اون آدم نیست، واقعاً من حد در چیزی من میفهمم توی این دو سال دکترا، استاد راهنما خیلی میتونه آدمو ببره بالا توی ابعاد مختلف زندگی، میتونم نرهات کنه. یعنی واقعا استاد راهنما یه کارهایی میکنه که خوب و بدش، من همیشه این مثالو میزنم، میگم دانشجو دکترا شدن این ازدواج میمونه. همونقدر که آدم همسرش مهمه که آدم درست باشه، چون زندگیشو میتونه از این رو به اون رو کنه، استاد راهنما تقریبا همون کارو میکنه با. و این فقط این نیست که چون طرف اسم گنده‌ای داره من میرم فلان جا، نه، اون طرف یادت میده، استپ میارتت بالا، یه جایی هولت میده، میگه این کارو کن، شجاعت بهت میده. خیلی حرف درست خوبیه. و اینکه من خیلی دیدم تو توییتر کسی بحث بکنم، معمولا من اصلا تو همچین بحثای شرکت نمی کنم، ولی یه جا فقط بگم که مثلا این تنیور ترکه، یعنی هنوز استاد تمام نیست، جوونه، این به هم پذیرش داده، این یکی که استاد مشهور فلان دانشگاه این هم پذیرش داده، کدومو برم؟ اصلا این مهم نیستش که به نظر من، اصلا حتی شاید نکته منفی باشه که طرف آدم سنیور فلان دانشگاه مشهوره، چون اون دیگه نیازی به دانشجو نداره، انگیزه ای نداره، اصلا خب بیا چیکار کنه؟ بعضی ها کارشگر خوبی هم ولی منتور خوبی لزومن نیستن. اینجا اونجاییه که بد نیست اصلا سعی آدم با دانشجوهای قدیم اون استاد تماس بگیره اگر حق انتخاب داره که ببینه کدوم. و اون کسی که تنیور ترکه انگیزه داره، یعنی اگه نتونه دانشجو خوب تربیت کنه نمیتونه استاد خودش ضرر میکنه، به نفعشه که ببینه دانشجو خوب تربیت کنه، به نفعشه که دانشجوش مقاله بده، یعنی سود شخصی برای خودشه. برای همین واقعا این حرف درستیه، دانشجو اصلا برای پژوهش رنکینگ اهمیت نداره. مثلا هاروارد بودن وقتی خیلی مهمه که لیسانس هاروارد باشه طرف، یا دیگه دکتر، که اونم به پول بابات بستگی داره نه به سواد. دقیقا این حرف درسته، بیشتر به پول بستگی داره، هرچی پول دارتر باشی دانشگاه بهتر میده. برای پستاک واقعا اهمیت نداره، یعنی حتی تو رشته من که نوترینوه هاروارد بهتر اینجا نیست، پرینستون اصلا، پرینستون نکته منفیه. اینم چیز مهمیه. آره، و مهم اینه که خب توی این رشته خاص این کجا براش بهتره. گاهی وقتا مثلا یه ماکس پلانک از یه روستای آلمان، این توی یه فیلدی از همه جای اسم و رسم دارا بهتره. درسته درسته. و خوبه که آدم اگر میخواد خیلی مطمئن بیاد یه ذره تحقیق کنه که مثلا آدمهای خوب این رشته کیان. مثلا من یه کسی رو میشناسم آلمانیه، از آدمهای خیلی بزرگ رشته منه. اگر به سیویش به عنوان منتور نگاه کنید، هرچی دانشجو تا حالا داشته، از وقت پستاک بوده، هرچی دانشجو منتور کرده، دانشجو یا هیئت علمی شدن توی فرمیلاب، یکیشون الان هاروارد فکالتیه، اونایی که الان پستاکن دوباره یکیشون فرمیلاب پستاکه، یکیشون پرینستون پستاکه، یکی دیگه نمیدونم فلان جای آلمان پستاکه. خب اگه کسی بتونه با این آدم پذیرش بگیره، میتونه تقریبا مطمئن باشه خوشبخت میشه، با اینکه آدم جوونیه، نسبتا جوونیه. فکر میکنم اینها چیزاییه که میشه کمک کنه که ببینیم دانشجوی طرف خب کجا رفته. من واقعا من توی ایران زندگی خیلی سختی داشتم، مثلا متوجه میشم خصوصا الان که بچه ها تلاش میکنن که تو اولین فرصت از ایران خارج بشن، خصوصا پسرها که این سربازی اینجاشون رو گرفته و یا میری سربازی یا باید بری دکترا بخونی. ولی من میفهمم که این ور سخته، ولی اینو به عنوان کسی که تجربهشو کردم میگم،
اگر استاد راهنماتون بد باشه، گروهی که توش میگیرید بد باشه، یا نه موضوع دوست ندارید، اپلای کردید اینم دیدن اوکی میسوزید، یعنی یه 4 سالی تلف میشه و تهش خودتون نگاه میکنید که جای خوبی بودید، پیش آدم های خوبی بودید، ولی چون دلتون با کار نبوده، چون وقتی مثل زهرا راجع به کارتون حرف میزدید چشتون برق نمیزده، این یعنی که شما کم کم بعدش هم خودتون دیگه رمقشو ندارید که این را باید. من فقط بگم که من خودم جز این گروه اول نبودم، اینطور نبوده که جای خیلی درس بخونم یا از اول برام ساده باشه. من کاره رو دوست داشتم، ولی اینکه کسی بیاد برای من نتورکینگ کنه یا اون آدم ها به من یاد بدن که تجربه چطور باید بکنی، نه اینا نداشتم. اون چیزی که باهاش شروع کردم اینه که آکادمی به نظر من مزیتش اینه که گیریم این فیلد رو دوست داری، کاری که داری دوست داری، کاری که داری میکنی رو دوست داری، ولی استاد کمک نمیکنه. 1000 تا آدم دیگه هستن که کمک میکنن، چون بحث پول نیست دیگه اینجا که اگر الان از من سوال بپرسی بعد به من پول بدی تا راهنماییت کنم، نه. منم اینا رو دانشگاه دوست آکادمی یه جایی تصمیم گرفتن که پول برای مهمترین چیز نیست و خیلی ها هستن که کمک میکنن صادقانه، و برای من اینطوری بود، یه عالمه منتور فوق‌العاده، یه عالمه جای دنیا پیدا کردم که تونستم خودم رو بالا بکشم. حتی پایین‌ترش هم همینه، یعنی شما توی زمان لیسانس و فوق لیسانس هم گاهی وقتا از همنشینی با یه آدمی بیشتر توی دانشگاه یاد میگیری تا استاد راهنما. من بارها گفتم هر چیزی که از من داره به عنوان یه آدمی اینقدر علاقه من، نمیگم باهوش یا فلان یا فیزیک بلد، اینقدر که هنوز زنده‌ام به اینکه دوست دارم کاری که میکنم، از هم صحبتیم با شاهین شریفی و داوود معصومی بوده. یعنی اگر این دوتا آدم نبودن، ممکن بود منم خیلی عادی است که من خیلی چیز رد میشدم. و یه چیز دیگه ای که خیلی میخوام روش تاکید کنم، چون خیلی خودم تو چند سال گذشته بهش آگاه بودم، اینه که چقدر من میدیدم فلانی فلانجا پوزیشن گرفته، فکر میکردم واو چقدر این آدم خوشبخته، چقدر خفنه، چقدر موفقه، و تقریبا کسی نمیاد بگه خب چقدر سختی کشیدی این پوزیشن رو بگیری، چقدر تلاش کردی، چند بار نگرفتی، چند بار رد شدی، چقدر شانس بوده. آره چقدر شانس بوده، چقدرش امتیاز بوده. چند روز پیش توییت یه استادی رو دیدم که مثلا یکی از دانشگاه‌های آمریکا، دقیقا تاکیدش روی همین بود که مثلا تعداد شکست خوردن هام رو بگم، مثلا اینها رو هم بگیم، نه فقط موفقیت ها، پر لیست کرده بود برای هر موقعیتی، حالا چه دانشجویی، چه گرنتی که اپلای کرده، پروپوزال هایی که نوشته، چند تا شکست خورده. بعد نوشته بود 15 تا پستاک رد شده، و این خب به نظر من جوک بود، فقط 15 تا. خودم یه رکورد خوبی برای پوزیشن دکترا دارم که حالا توی برنامه مفصلی میگم که من چه جاهایی رفتم، چه کارهایی کردم. من میتونم ولی... به خود خودم رو بگم، بار اولی که پستاک اپلا کردم، نه اولین پستاکی که گرفتم، اولین پستاک هم نظر قصتش فرق داشت، ولی بار اول 100 جا اپلا کردم، همه رد شدم. سال بعد 100 جا اپلا کردم، 3 تا پذیرش گرفتم. دفعه بعد که میشه برای این پستاک بعدیم 3 تا اپلای کردم، یکی پذیرش گرفتم، یکی نفر دوم شدم. یعنی موضوع آره واسه اینه که آدم باید صبور باشه. دقیقاً موضوع اینه، و خب خیلی هم شاید آدم نمیتونه همیشه افورد کنه که پیکی باشه که من این دوتا جا رو اپلای میکنم، یا این، یا خب میشه، میتونی انتخاب کنی، ولی خب باید اون طرفش هم در نظر بگیری که شانس چقدر پایین میاد. آره یه چیزی هم که هست اینه که وقتی یه آدم میخواد شما رو به عنوان مثلا دانشجوی دکتر یا ریسرچ مثل پست داک بگیره، فقط مسئله نیست که شما چقدر خوبی، مسئله که اون واسه اون بابا هم یه مشکل، یه مسئله داره، شما باید اون رو حل میکنی. من یه جای من توی آمریکا جایی اپلای کرده بودم، اسمش بود اون جنوب غربش یادم نیست، جای اسمش بود Center for Brain Science and Complex Systems. نامه من که اومد، من رو نوشته بودن ریجکتی. بعد 3 بار من با اینا مصاحبه کردم، به این استادی که مثلا یه باش رفیق شده بودیم، چرا من رو ریجکت کرد؟ من خودم بتونم گفت حقیقت اینه که شما اوور کوالیفایدی. گفتم یعنی چی؟ آقا ما یکی رو می‌خواستیم صبح تا شب توی مطلب کد بزنه، نه کوانتوم مکانیک نیست گرفته باشه، نه الکترومغناطیس،
یکی اومده بود اینجوری بود، شما هم بودی که همه چیز خوب بود، ولی خب مطلبت نسبت به گیتابی که این بابا و کاری که این کرده، خب این بهتر بود. یعنی اینجوری که یه وقت هم آدم نمیتونه دقیقاً خودشو با چی مقایسه می‌کنه، یه ذره خاصه. مثلا موقع یه پوزیشنی پیش میاد، اصلا شما میبینی که بهترین گزینه شید که برید، ولی خب واسه اون آدمه شما بهترین نیستید. یکی اومده که خب این خیلی مهمه. من یه چیزی هم که به نظرم خوبه راجبش حرف زد اینه که شما به عنوان دانشجو دکتر وقتی فیزیک نظری کار میکنید، یه تفاوتی دارید با فیزیک تجربی، یعنی که فشار روی پابلش کردن که مقاله بنویسید بیشتره تو فیزیک نظری تو فیزیک تجربی. دست کم رشته من انتظار از دانشجو اینه که توی 4-5 سال دکترا حداقل 4-5 تا مقاله داشته باشه. تو پست‌داک یه دونه مقاله در سال خارج میشه از فیلد، دو تا مقاله در سال خیلی با شک و تعجب نگاه میکنن، 3-4 تا مقاله در سال متوسطه، از یعنی خوبه، متوسط خوبه، از این بیشتر هرچی مقاله بدی هم ممکنه دوباره با شک نگاه کنن، چون از یه استانداردی داره پابلیکیشن از یه حدی کمتر باشه فرض اینو خوب کار نمی کنی، از یه حدی بیشتر هم باشه فرض اینو خوب کار نمی کنی، ولی اینطور نیست که فقط تعداد براشون مهم باشه. نوع پروژه ها مشخصه که هر پروژه معمولا از مرتبه سال طول می کشه، معمولا هر کسی چند پروژه رو داره همزمان انجام میده، پس به طور متوسط انتظار اینه که کار خوب بکنی باید 3-4 تا مقاله در سال داشته باشی. خیلی مهمه چون گاز دست من گذاشتی. آره، چون هفته پیش ما بچهای تجربی کار حرف می‌زدی. مقاله؟ مقاله چیه؟ ما اینجا 4 سال زور می‌زنیم یه آزمایش رو ستاپ می‌کنیم. تهش هم تموم میشه، نفر بعدی میاد، یه ماه اول همه چی آماده است، چاپ می‌کنه میره. ما هم میگیم پس ما چی؟ علی فیزیک نظری اینجور. حتی مثلا ما هم که یه هیبرید نظری محاسباتیم، اینجوریه که استاد راهنما به این 4 تا مقاله می‌خوای. حداقل. حالا بیشتر چاپ کرده دمت گرم، ولی 4 تا مقاله خوب می‌خوای که بذاریم دفاع کنیم. اینطوری هم نیست که واقعاً در این حد تعداد بشمارن. معمولاً اینه که اگه اون استاده حالا تو پروژه رو خوب تعریف کنه، پروژه بعد یک سال دیگه به سرانجام میرسه. حالا وقتی دانشجوی دونه دونه پروژه ها رو انجام میدی، وقتی اگه مثلا نمیتونی مالتی تاسکینگ کنی، یه کار رو تموم میکنی، مقالهش میکنی، برای همینه که. ولی اینطوری هم نیست که مثلا کسی که یه مثال خیلی خوبش آنتونی راتاتسیه توی سوئیس، که این آدم از مشهورترین فیزیک نظری کارهای اروپاست و معمولا اجازه نمیده دانشجوش مقاله داشته باشن، حتی اکثر یه دونه مقاله. و میدونم وقتی دانشجوهای این آدم اپلای میکنن، خیلی گروه ها مخصوصا باز توی اروپا نگاه میکنن دانشجوی راتاتسی اپلای کرده یا نه، اگه اپلای کرده و از دانشجوش کسی رو میشناسن که الان هیئت علمی شده دانشگاه ژنو، این بدون مقاله پست‌داک شده بود. یعنی اعتماد دیگه، اعتماد وجود داره. دقیقاً اون خیلی مهمتره. یعنی ممکنه تو 90 تا مقاله داشته باشی، کسی تو رو نشناسه و از مقاله هات هم خوشش نیاد و مقاله های خیلی خوبی هم نباشن، خب اصلا اهمیت نداره. بیشتر از اون نوع کار است و اینکه تو بشناسن، بدونن داری چی کار میکنی و مثلا کار خوب بکنی و به کاری که کنی اعتقاد داشته باشی. یعنی کار خوب داشته باشی. یه کاری میکنه و هر جایی که میره ارائه میده قشنگ یه جوری ارائه میده که انگار مثلا حالا این از تو خیابون پیدا شده. مثلا خیلی از آدم میگن بابا یه خودش هم، حالا این به این معنی نیست که بگه این است و جزی نیست، ولی این خیلی مهمه. این چیزایی که هیچ موقع کسی بهتون یاد نمیده مهمه، که با آدم ها چجوری حرف بزنید، چجوری ارائه بدید، چجوری یکی سوال پرسید، چقدر چجوری فکر کنید، این خیلی مهمه. بعد گاهی وقتا هم بالاخره اتفاقاتی هم شانس دی، یعنی شو یه اتفاقی میفته، شما میفته سر زبونا، یه موقع هم هست که نه، اینا زندگی همش افت و خیز داره. خیلی آره، من کامنت رو باز کردم که اگه کسی سوالم داره بپرسن. مرسی زهر، خیلی این چیزای خوبی بود، مهمه. و خب حالا شما هم تجربهاتون جالب بوده. بهراد، شما به عنوان کسی که یه بارم رفتی و برگشتی و ایران داری درس میخونی، چقدر برات به نظرت چالش، چون دکترا خوندن توی ایران سخته به دو دلیل. دلیل یکی که کلا توی ایران همه چیز سخته، دلیل دومی که حقوق نمیدن به دانش دکترا.
من در حقوق میگیرم ولی شما IBM رو شما به نظر زندگی چه سختی های داره؟ چلنج های کار چیه؟ آینده تو چه جوری میبینی؟ ببین من راستش نمیدونم چقدر بد بیانه صحبت کنم ولی یه خورده یعنی وقتی میخوان تو ایران دکتری تو فیزیک نظری کار کنن این باید تو ذهنشون باشه که فیزیک نظری جز اون چیزایی نیست که تو ایران ما خیلی عقبه قوی توش داریم و راستش متاسفانه عموم مقاله هایی که یعنی من خودم قبل از اینکه وارد محیط بشم مستقیم شاید از بیرون که میدیدم گفتم آه فلانی مثلا خب مثلا سالی دو تا سه تا تو جیهب داره چاپ میکنه که جیهب ژورنالیه که عموما کم پیش میاد تو فیزیک نظری حتی خفن ترین آدما خفن ترین ریزالت هاشون هم توی پی آر دی و جی هب چاپ میکنن معمولا برای این گفتم خب این مثلا داره سالی انقدر تا مقاله توی مثلا جی هب چاپ میکنه و حتما مثلا ریسرچ خیلی با کیفیتی داره انجام میده ولی این خیلی مهمه که کیفیت ریسرچ رو از چاپ شدنش و کجا چاپ شدنش جدا کنیم خب متاسفانه این یه پروسه‌ایه که تو ایران فکر کنم مثلا اوایل انقلاب شروع شد که یه خورده وضع علمی ایران رو بهتر کنن. قدم اولش به نظرم کار درست این بود که آره خب بریم کار بقیه رو بخونیم یاد بگیریم کار اونا رو یه ذره عوض کنیم بعد چاپ بکنیم تا یاد بگیریم چی جوری کار علمی بکنیم. بالاخره آدم همیشه با تقلید کردن یاد میگیره اولش، ولی متاسفانه یه جای موند تو همون پروسه. یعنی خیلی کم کار خلاقانه جدید تو ایران متاسفانه انجام میشه. بهترین مثالش نظام آموزشی عالیمونه دیگه، مدل آمریکایی رو گرفتن اعمال کردن و دیگه آپدیتش هم نکردن. دقیقاً. آره. یعنی به خاطر این شما باید یه خورده حواستون باشه که وقتی تو ایران دارین کار میکنین یه خورده باید خودتون رو مستقل کنین از سیستم، سعی کنین یه خورده خودتون برین دنبال این که بک‌گراندتون رو قوی تر کنین، دنبال این که یه ذره جای جدیدتر دنبال ایده بگردین، سعی کنین یه دفترچه داشته باشین برای خودتون ایده هایی که به ذهن خودتون میرسه بنویسین جداگونه خودتون روش مستقل، یعنی سعی بکنین شخصیت خودتون به عنوان یه ریسرچر رو مستقل. من یه چیزی بگم، توی لیسانس به ما یه سری سوال میدن میگن برو اینا رو حل کن بیا. این یعنی آموزش، یعنی یه سری راهه که شما با طی کردنش قوی میشه. توی پژوهش اینجوری نیست که یکی بیاد یه سری سوال دقیق بهت بده، استاد راهنما یه حدسایی میزنه ولی در نهایت این تویی که باید یه خلاقیتی نشون بدی. ببین چیکارش میشه کرد؟ اصلا مهمترین قسمت پژوهش راستش اینه که سوال خوب انتخاب کنی. آره ولی موافق نیستم که اینه که استاد راهنما مثلا میده به تو بری خودت انجام بدی. نه، فقط این منتور خوبه به تو تاتی تاتی کردن رو یاد میده که تو به این برسی که بتونی خلاق بشی تا این کار رو بکنی. و فکر میکنم آقا بهراد درست میگن، این یکی از چیزهایی که نمیگم تو ایران خیلی ها میتونن پژوهشگر خیلی خوب باشن ولی استاد راهنمای خوبی اصلا نباشن، نتونن یاد بدن. میتونن خیلی خوب طرف مقاله بده، خوب جاهای خیلی خوب هم چاپ کنه ولی به خاطر همکاری با بقیه این کارها رو کرده. فقط مثلا توی فیزیک دونای معروف هم هست دیگه، مثلا طرف خودش من یه قله‌ایه ولی هیچکدوم از دانشجوهاش هیچی نشدن. بعد از اون وقت زامرفیلد فکر کنم که هرچی دانشجو داشته رفته نوبل گرفته. هیلر هرچی دانشجو تربیت کرده. این دو تا یکی نیست. از اون طرف هم همون قدم این ورش رو بچه ها بیشتر دیدن، یه سر استاد اصلا خیلی خوب درس میدن، حالا آدم فکر کنه اون حتی خیلی دیگه پژوهش هم میکنه. نه اینا اینقدر هم به هم ربط نداره. ولی یه چیزی که ببخشید من فقط اینو بگم، یه چیزی که نمیدونم شاید بشه به عنوان چیز خوب تو سیستم ایران گفت اینه که شما تو سیستم ایران اگه خوب کار کنین به نسبت یه دانشجو دکتری دستتون بازتر از خارج از ایران. یعنی اون جاهایی که خارج از ایران، البته این میتونه این دابل ایج سورده، میتونه خوب باشه میتونه بد باشه،
ولی عموما وقتی شما به عنوان یک گریجویت استودنت خارج از ایران استخدام میشین جایی، اون پولی که شما دارین میگیرین به عنوان آره، پولیه که استاد یه سری ریسرچ داره، یه سری خرکاری داره، یه سری محاسبه داره، داره به شما پول میده، شما وظیفت اینه که اون محاسبه رو انجام بدی، پروژه تو خودت مستقلا باید در وقت خودت ببری جلو که به پایان نامت ختم بشه. خب ولی اون چیزی که بابتش داری پول میگیری اینه که محاسبه که استاد ازت میخواد انجام بدی. مطمئن نیستم این حرف درست لزوما همه جا. من حداقل تجربه من اینجوری بوده، ولی شاید حرف شما درسته. شاید من فکر کنم چیزی که بهراد میگه اینه که چون ایران کمتر وابسته است به منابع پولی خیلی خاص، دستت بازتره، دست استاد آره. راهنمان بازتره که حالا آره. این شد شد نشد یه ذره اونورتر. آره ولی گفتم این میتونه بد باشه به خاطر اینکه اگه شما رو ول کنن شما خودت هم کاری نکنی خب تباه میشی، اما بهتر که حداقل یه کاری که چیزه رو انجام بدی. ولی اگر خودت تمام تلاش تو بکنی که از اون وقت اضافه‌ای که داری واسه بهتر کردن خودت استفاده کنی، شاید این بتونه یه مزیت به حساب. آره این حرف مهمی. این که شما حقوق میگیری، حقوقت به قدرت حالا آی پیم جای خاص نگه حقوق بوده، اما آیا حقوقش به قدری هست که کفاف زندگی رو بده؟ نه. من خوششانسم، خدا رو شکر، از نظر مثلا مشکل مالی ندارم، خانواده خدا رو شکر ساپورت میکنن، پول اجاره نمیدم، یعنی تمام اون حقوقی که میگیرم صرفا خرج هم مثلا چون من اینو میگم چون آی پی ام، حالا آی پی ام من یه قصه میگم منو اصلاح کن. آی پی ام یه سری باغ بوده، اینا انقلاب که شد نتونستن بدن جایی به در نخور، رو دستشون باد کرد، مجبور شدن کار علمی توش کنن. مثلا دفتر فرع اون آی پی ام که الان کار ریاضی توش میکنه، مثلا این آی پی ام ها جای خیلی خوبه تهران. به همین دلیل اگر شما میخوای یه خونه ای بگیری که نزدیک محل کارت باشه، اصلا اینجوری که نمیشه. بعد مثلا سیستم تهران زندگی کردن خیلی شهر گرونیه، تهران با هر مترو معیاری، این خیلی مهمه که آدم ها توجه کنن که هم باید پول داشته باشن هم مسلم. اگر که خونه نداشته باشن، چون آیپیم خوابگاه و اینا هم نداره، با این بعض قیمت ها و چیزایی که الان تو تهران هست که با داونتاون منهتن قابل مقایسه است قیمتاش، چون بودم اونجا میدونم همین اردره. آره خیلی شاید کار سختی باشه. ولی از لحاظ من یه سوالی هم دارم، اینی که تو میگی فیزیک نظری عقب نداره، تو من نظرم اینه که توی ایران اگه کسی بخواد کار کنه هرچی نظری تر بهتر، خاطر اینکه مثلا تو کار اکسپریمنتال که ما یا تحریمیم یا هیچی، از اون فیزیک نظری باز میتونه بیشتر از فیزیک غیر نظری با بقیه دنیا کلابریشن داشته باشه. از کار تجربی بهتره حتما به نظرم، ولی این اصلا به نظر من سیستم آموزشی ما عقب مونده. یعنی خیلی وقتا فکر میکنیم که خب دانشگاه ها دانشجوها رو برای چیزای تئوری آماده میکنن، ولی برای چیزای تجربی آماده نمیکنن، ولی اونم نیست حتی. یعنی من حداقل به تجربه خیلی چیز به خصوص شاید لیسانس بشه ازش گذشت، ولی وقتی به لول گریجویت میرسیم تقریبا درس درست درمونی ارائه نمیشه. که من میخوام بگم که الان همه ناراضین، شما نظری کارم ناراضید، یعنی دیگه وای به روزی که، یعنی تجربه کارم میگن که ما که هیچی، محاسبات کارم که میگن ما هم هیچی، الان شما هم میگید. و این معنیش اینه که به نظر من این معنی دقیقش اینه که ما از لولی که میخوایم وارد فرهنگ پژوهشی بشیم اینو بلد نیستیم اصلا. کاری نداره که چی کار میکنی، اصلا اینو یاد نگرفت. ماجرای علم بارپرستگونه هست که فایمن میگه کارگو کالت ساینس نرفتن بومی های سری چوب و اینا گذاشتن کنار هم شبیه هواپیما شد و باعث دادن پرواز نمیکنه. این دانشگاه ما هم اینجوری بوده، یعنی در و تخته و استاد و دانشجو گذاشتن، بعد ای کار کرد، خب لیسانس خوب شد، بعد پژوهش که کلا میرسه توی هر فیلدی اصلا کار نمیکنه، چون نمیدونیم چی به چیه. مثلا مفهوم پژوهش به نظرم تو سطوح بالای سیاست گذاری هم درک نشد. نه حتی ممکن خیلی ها پژوهش این کار، این اصلا منظور ما احتمالاً منظور شما هم این نیست که هیچ کس تو ایران نیست که پژوهش آره. خوب بکنه، ولی بحث این موضوع
دیدن آدم ها تک به تک نیست. اگر فلان کس و بیسار کس توی آی پی ام یا توی شریف یا هر جای دیگه کار پژوهش که خیلی خوب میکنن، اونا استثناها هستن، ولی استثناها نیستن که سیستم رو جلو میبرن. آره این چیزه. من یه چند دقیقه خیلی سعی میکنم خیلی کوتاه، ولی دو تا مورد که حالا چون من یکم سنم کمتره و یه سری چیزا یکم فکر کنم دیدگاه نسبت به سن چون شروع میکنه عوض شدن، شما با سن تغییر داری بالاخره. یه چیزی راجع به مادیه رو میخوام دوم بگم، ولی سر تحقیق چیزی که خیلی اینجا واسه من جالب بود، چون ما بخشی از پولی که میگیریم خود تی ای هستیم، حالا بسته این داره که بعضی وقتا استاد به شما آر ای بده یا نه، ولی خب من تی ای اصولا بچه های سال اول رو میگیرم چون حس میکنم اون گروه بیشتر نیاز به کمک داره و اینجا هم اینجوری نیست که همه دانشجوها تی ای یا خوبن، تی ای هایی داریم که خوب نیستن و من دلم یکم واسه شون میسوزه و سعی میکنم بچه های ترم اول رو بگیرم چون میگم اون که ترم دو سه دیگه یکم آب دیده شده اوکیه اوزاش. ولی چیزی که جالبه خب بعضیشون مثلا در ارتباط میمونن و مثلا تو دانشکده آدم میبینشون و چیزی که خیلی واسه من جالبه و چیزی که تقریبا شما تو ایران نمیبینی، یکی دو تا استثنا تو ورودی 50 نفر اصلا قبول نیست، ولی مثلا من بچه هایی بودن که همون تی ایشون بودم، ورودی مثلا سال اولشون بود پارسال، تابستون مثلا صحبت کردن، اینا اومدن با گروه ما داشتن کار میکردن واسه من، کمکشون میکردم، کد بهشون یاد میدادم و از اینجور کارا، و الان مثلا سال اول 3 تا از بچه ها بودن که تو گروه ما که دارک متره داشتن کار میکردن، امسال 2 تاشون رو میدونم که سمت مثلا بیولوژی دارن کار میکنن و اینا تابستوناشون رو تو گروه های ریسرچ میرن، کارهای خیلی ساده میکنن، کارهای خیلی خفن قول و اینا نیست، ولی این ریسرچه رو بهشون یاد نه که آقا دانشگاه فقط اون درسه نیستا، این برش هم هست ریسرچه. توی ایران اصلا نمیدارن کسی بچشه اینو و خوبیش اینه که شما اصولاً ما اسکنبرو کسی داشت، یعنی یه سامر پروگرام داشت که تابستون دانشجوهای دبیرستانی رو می آورد تو ریسرچ گروپ ها کار بکنن یاد بگیرن و آخر چیز آخر یه تابستون، یا تو حتما وارد استثنایی بوده، ولی یه دانشجو دبیرستانی با افیلیشن دبیرستانش با یکی از استاده اسکنبرو پی آر ال چاپ کرد. این چیزیه که من داشتم گفتم، حالا میگم اون آدم حتما آدم خاصی بوده، ولی تو به عنوان یه دبیرستانی بری توی دانشگاه ایران بگی من میخوام بیام یاد بگیرم از تو، میخندن بهت. آره دقیقاً یه جوری تحقیرت میکنن که یا معتاد میشی یا کشته میشی، یعنی این سیستم بشه پس میخواستم بگم بفهم شما بگم نه گفتم بفرمایید اتفاقا. خواستم بگم این حرف خیلی خوب بود آقا بهراد گفتین. آموزش پژوهش مثلا توی آمریکا اینطوریه که دانشجوی لیسانس از سال دوم سوم میتونه برای سامر اینترنشیپ اپلای کنه. دانشگاه‌هایی که ارشد و دکترا دارن برنامه‌هایی دارن به اسم REU که میان دانشجوهای لیسانس رو ساپورت می‌کنن برای 2 ماه، یه سری چیز بهشون یاد میدن بسته به اون گرایشی که اون دانشجو اپلای کرده و یه پروژه خیلی کوچیک به اون دانشجو میدن انجام بده، پروژه پژوهشی واقعی که اون دانشجو توی لیسانس بفهمه که پژوهش توی فیزیک یعنی چی. طرف فکر میکنه میخواد نوترینو اپلای کنه، میاد دانشگاه فلان REU این دانشگاهی که مرکز نوترینو قوی دارن اپلای میکنه، پذیرش میگیره، 2-3 ماه میره با اونها کار میکنه و خیلی از اینها بعدن کارشون مقاله هم میشه. ولی مثلا با یکی از این دانشجوها من پارسال داشتم کار میکردم، منتورش من نبودم، منتورش یکی از استادای اینجا بود، ولی توی اون پروژه با هم بودیم و واقعا اینطوری بود که با اون دانشجو داشتیم یاد میدادیم امپلیتود چطوری باید حساب کنیم. این اون چیزی که دانشجو یاد میگرفت کاملا کافی نبود برای اینکه 100% پروژه رو انجام بده، ولی تونست الفبای کار رو با کار کردن توی اون پروژه یاد بگیره، تونست یه مقاله بده، یه عالمه چیز یاد بگیره و سال بعد که این امساله توی یه REU دیگه تونست بره شرکت کنه و دوباره با یه دانشگاه دیگه دوباره تجربه پژوهش داشته باشه که خب همه اینا کمک میکنه اون آدم پس فردا پژوهشگر بهتری بشه. تو مهندسی باید فکر کنیم
الفبای کارمون تازه چیه؟ آره ما تو دانشگاه مهندسی توی یه چیز داریم اسم کارآموزی طرح کار، همین چیزی بود. شما مهندس مکانیک میگرفتید، ما اصفهان طرف سه ماه میرم مشتم فولاد زباهن، آقا کاری که باید بکنیم میدیدی. بعد نمیدونم چرا توی علم اینجوری نیست. من این وسط مدرسه زنجانه، مدرسه فیزیک زنجانه تبلیغ کنم، اون یه اپسیلون فقط بهتون نشون میده چه چیزایی وجود داره، ولی بازم کار پژوهشی نمیکنید. من یه خاطره میخوام بگم که این مسئله چقدر توی ایران اصلا جدی نمیگیرنش. خب من میخواستم سیستم پیچیده کار کنم، مثلا توی ایران اون موقعم که کسی اصلا کار نمیکرد درست حسابی. خب ما یه جایی با هزار بدبختی یه دوره تابستونی پزشکی گرفتیم اسپانیا، بعد رفتیم که بعد خب چون پسر ما سربازی داریم باید دانشگاه اجازه سفر علمی طولانی بده که بذارن خارج شی. به این سوی چرا من نامه بردم دانشگاه که امضا بگیرم از اون مسئولش، یه نگاهی به من کرد، یه برگه گفت فکر کردیم ما خریم. بعد من پیدا شدم فکر کردم داره با تلفن چیزی حرف میزنه. بعد دیدم نه جدی با من، گفتم جان آی دکتر، گفت میخوای بری اسپانیا بگردی، اسمشو گذاشته سفر علمی. بعد گفتم یعنی چی؟ گفت برو بچه فکر ما رو گول میزنی. بعد من اصلا نمیفهمیدم، گفتم ببین دایره تو مدرکتونه که جایی که من الان علمی درست نیست. گفتم ببینید، اولا من شاید اول دانشکده مونم، دوما این معاونت علمی دانشکده تایید کرده هم منو هم سفرمو. فکر نمی کنم شما توی پوزیشنی باشید که راجع به علمی بودن مثلا. و باز به همین سوی چرا ایشون امضا نکرد و من دو ماه و نیم دنبال این قضیه دویدم و اینقدر دیر رفتم سفارت که به این ویزا ندادم. در صورت که اینجا مثلا توی آلتو اینجا دعوا بین صنعت و دانشگاهه که تابستون کی کجا بره کارآموزی. یعنی ما اینجا گروهمون تابستون گذشته استاد من اومد گفت که عباس بیا اپلیکیشن ها رو امروز نگاه کنی. بابا صبور باش. گفت چی صبور باشیم، الان خوبا رو برمیدارم میبرن صنعت، آخرم رواس اونا کار میکنن، این خوبا رو جدا کنیم توی دانشگاه بمونن. این خیلی کمک میکنه که آدم اصلا بره توی آزمایشگاه، شاید اصلا دوست نداشت اون فیلدو. آها دقیقا هم یادت گفتم، گفتم من اون اوائل با دکتر فرهنگ صحبت میکردم، گفتم من تنها علمی که علم که نه، تنها آگاهی که داشتم که آقا میدونستم چیزی که تو کتاب جلومه با چیزی که بعدن قرار برم تو ارشد کار کنم فرق میکنه. و من الان نمیدونم، من الان پارتیکل فیزیک دوست دارم، چیزهای هیجان انگیزه کیهان شناسی هم دوست دارم، ولی من نمیدونم اینا تو ریسرچ چی کار میکنه. این که تو کتاب نشستم خوندم که آینده رو چیزی به من نمیگه. و دکتر فرهنگ این بود که میگفت حالا تو ارشد دو ساله زمین و زمان به هم نمیزه، ارشد برو. یعنی من دو سال زندگیم رو دارم تست میکنم که حالا بذار بریم پارتیکل فیزیک ببینیم دوست داریم یا نه. در صورتی که اینا مثلا خب طرف 4 سال لیسانسه، 4 تا تابستون جلوشه. حالا اینکه تو طول سال هم اگه یه نفر اکتیو تر خودش کار میکنه، هستن کسایی که کار میکنن، اون اصلا بحثش جداست، ولی شما 4 تا تابستون داری که یه مقدار حقوق داری، چون تویشن های اینجا به شدت گرونه و بچه ها اکثرا اون 4 ماه بهار و تابستون رو کار میکنن، ولی تو ریسرچ هم چون پول میگیرن میره طرف کار میکنه 4 تا چیز مختلف و تون حداقل 4 سال وقت داره تست کنه و 3-4 ماه برن که حداقل یه ایده بده که آقا اصلا اینا چی کار میکنن. یه ایده خیلی خوبیه و مثل من نیست که آقا شما وقتی میای مستر دیگه 2 سال گیری، حالا اگه میخوای ریسک کنی اون وسط بعد یه سال دوباره اپلای کنی داستان جداست، ولی اصلش اینه که شما 2 سال گیر کردی. و مثلا خب مثلا خیلی از بچه‌ها هستن اینجا دارک متر، مثلا لیسانسش ارشدشون هم داشتن کار میکردن، خب اونا با بک‌گراند خیلی قوی تری اومدن، خب یه عالمه چیزا با دیتکتور 2 سال بیشتر از من کار کردن و اونا 2 سال کار کردن رسیدن تازه به PhD، منم اومدم PhD از صفر و هیچ علمی نسبت به این کار ندارم. و این خیلی خیلی چیز مهمیه که اینا دارن. و یه چیز دیگه که من خودم شخصا یکم با پیشنهاد دادن مخالفم سر اینجور قضایا، چون که انقدر فاکتورهای شخصی زیاده این وسط، همونجور که مثلا زهره خانم گفت مثلا آقا این عوامل برای من مهمه، مثلا من به پول کار ندارم، من این عوامل رو دوست دارم پس این کار رو کردم. و مخصوصا 2-3 سال اول که هنوز بچه های ورودی که من هنوز تو ایران میشناختمشون و اطلاعات من داشتن، یه سری ها میادن سوال میکردم، مثلا میگفتن چی کار کنیم، گفتم ببین من این جمله رو جواب نمیدم، بیا صحبت کنیم، من این کار رو کردم، من اینا رو دیدم، تهش با تو، من نمیام
یه تیکه بگم به تو ته چی کار کن، چون انقدر این فاکتور وسط شخصا زیاده، من کل شخصیت تو رو که نمیشناسم، نمیدونم چیا واسط ارزش، چیا واسط مهمه. بیا صحبت کنیم انتخاب ته با تو. ولی اینجا یکم فقط یه چیزی رو پیشنهاد میدم، چون چیزی که خودم توش گیر افتادم به معنایی، اینه که با ذهن باز برید جلو هر کاری دارید میکنید. چون میگم من ترم سوم از کدزنی بیزار بودم، چون که کورس بعدی داشتم و عاشق ریاضیات نسبیت عام بودم و هنوزم عاشقشم. مثلا من تنسور، ریاضیات تنسوری رو من دوست دارم، مثلا واسه هم جذابه، حال میده. ولی به یه جایی رسیدم دیدم که آقا به نظرم آینده من به این مشکل میخورم، شروع کردم کدزنی یاد گرفتم، ارشد رفتم پارتیکل فیزیک و یکی دو تا کلاس شرکت کردم. مثلا استادی که همین الان استاد راه نمامه، تو ارشد کامپیوتیشنال فیزیک باش کورس داشتم و جلسه اول اومد شروع کرد راجع به آزمایش خودش توضیح داد که آقا مثلا من فلانی هم این کارا رو میکنم، بعد رفت سراغ درس دادن و من دیدم من چقدر دارم از این به هیجان میام و همونجا دید که فهمیدم فکر کنم اشتباه رفتم، من باید میرفتم سمت کازوالجی، سمت دارمتی. برعکسش هم پیش میاد، یعنی این سر بچه هم که ریاضی دوست ندارن ولی بعد مثلا دوستش میدارن، یا یه سر اصلا خیلی فکر میکنن ریاضی دوست دارن، بعد به جایی مثلا میگه آقا تو رو خدا نه. آره و مثلا یه چیز دیگه هم بگم اینه که من تا همین 6 ماه پیش، از زمانی که یادم میاد، شاید بگم از دوره دبیرستان، همیشه پیش‌فرضم این بوده که آقا من میرم دانشگاه، لیسانس، ارشد، دکترا، پست‌دار، استاد دانشگاهی. و 6 ماه پیش من برای اولین بار تو زندگیم به این فکرم که آیا تا حالا فکر کردی که چرا استاد دانشگاهی؟ تو یه پیش‌فرضی گذاشتی، کله رو انداختی پایین، فقط داری به 6 ماه سال آینده‌ت نگاه می‌کنی با اینکه فقط می‌دونی اون ته چیه. آیا نشستی فکر کنی که چرا اون ته رو انتخاب کردی؟ و اتفاقا به این نتیجه رسیدم که فکر کنم اون ته واسه من مناسب نیست. چرا؟ چون مثلا شما آقا به این فکر کن که مثلا مخصوصا تو پارتیکل فیزیک اکسپریمنتال این روزها شما تکی کار نمی کنی. ما الان یه دیتکتور داریم که مثلا 3.6 تن ماده توشه، خب این هزینه میلیارد دلاری داره. نسل بعدی ما 2-3 سال دیگه در حال ساخت الان 20 تنه، نسل بعدیمون برای 10 سال 300-400 تنه. اینا پروژه های میلیون دلاری هن که هی تعداد دانشگاه هایی که بهش اضافه میشه بیشتر میشه. و من مثلا میگم میدونم شخصیت درونگرایی دارم، از یه جایی به بعد من مغزم نمیکشه که بخوام با 300 نفر کلنجار برم، چون مثلا خیلی وقتا تو میتینگ ها اینجا دعوا میشه قشنگ، یعنی کلمه اف ورد ما تو یکی از میتینگ ها یکی از استادا عصبانی شد استفاده کرد در مقابل استاد دیگه، نه به شخصار به موضوع داشت میگفت ولی از استاد ناراحت شد. و من دارم مثلا فهم میکنم که آقا حس میکنم شخصیت من زیادی درونگراست برای این کار و من شاید کار آفیس بیشتر به هم بخوره. فقط تنها چیزی که هست به نظر من با ذهن باز بری جلو و همیشه یه بکاپ پلنی داشته باشی. مثلا کدزنیه، الان من دارم از این کدزنیه استفاده میکنم، میرم سمت ماشین لرنینگ که شاید بعد از PhD مثلا، چون فیزیکه رو دوست دارم، چون دوست دارم ببینم مثلا دیتکتور بعدیمون قراره چی کار کنه، ممکنه یه سالم برم پستاک، ولی یه بکاپ پلنی دارم که آقا اگر دیدم بعد پستاک نمیخوام برم سمت دانشگاه، یه قابلیت کدزنی بلدم، یه دو تا چیزم بغل این کدزنی که به فیزیک ربط نداره یاد گرفتم، من میتونم رستوران بزنم. اگر نخواستم جرأت این رو داشته باشم که بگم آقا تا اینجا رفتم یه عالمه چیز ازش یاد گرفتم ولی ادامه مسیرش برای من نیست، بیام شاخه رو عوض کنم، یه سال نهایتا مثلا یه سال ممکنه زج بکشی چون دوباره یه جاهایی رو داری از صفر شروع می‌کنی، با یه سری باید رقابت کنی و تو سن بالاتر و تو سن بالاتر، طرف 10 سال نشسته کامپیوتر ساینتیست بوده، 10 سال کد زده تو اون زمینه، تو 8 سال رفتی یه زمینه دیگه کار کردی و تو 2 سال بعد خودتو به اون یارو برسونی. ولی آدم یکم نباید بترسه و با ذهن باز بره که آقا اگر یه جا دیدی اشتباهه، ته اون مسیر رو بری قطعا تباهیه، چون مسیر رو میدونی اشتباه رفتی، ولی از ترس این که شاید برم مسیر بعدی خوب نباشه تباهی خودتو قطعی کردی. ولی اگه یکم ذهن باز بشه که آقا اگر یه جای دیدی اشتباه کردی رو عوض کن و همیشه یه بکاپ پلنی به نظر من
آدم ها داشته باشن خوبه. چون چیزی که واسه خودم خیلی جالب بود که 6 ماه پیش یه دفعه یه تلنگری به من زده شد که من هیچ وقت فکر نکردم چرا من همیشه به استاد دانشگاهی فکر می‌کنم. فیزیک رو هنوز دوست دارم، پشیمون نیستم، ولی اینکه شاید استاد دانشگاهی مناسب من نباشه، محیط آکادمیک مناسب من نباشه. و این چیزی که به نظرم تنها پیشنهادیه که آره. باز چیزی بگم هم به حرف تو وصل بشه، هم به حرفی که زهرا اون موقع گفت راجعه که تحقیر نیست اینکه از یه فیلدی بری یه فیلد دیگه، حسن توی فیزیک، چون من اینو خیلی بیشتر از شما تجربه کردم. ما هیبریدی ها مثل شترمرغی، نه کسی انتظار بار ازمون داره، نه کسی از انتظار تخم گذاشتن. فقط مسئله این نیست، یه چیزی هم ممکنه آدم بعد از یه مدتی به یه چیز دیگه علاقه پیدا کنه، خصوصا که تو شما تا یه چیزی رو نمیشناسی نمیدونی چقدر جذابه. من تا قبل از اینکه وارد من کار ارشدم راجبه جین اکسپرشن نتورک، شبکه تنظیم ژنی، من تا قبل از اون یه دونه کورس بیولوژی هم نخونده بودم، همیشه هم گفتم زیست شناسی چرته، علم فقط فیزیک. بعد آخر لیسانس هم یه نفری از رویان اومد یه تاکی داد، بعد من اینجوری بودم که خدایا پس من یه عمر بود نمیدونستم چه چیزی به این معرکه اینجا وجود داره. و عمر اینجوری، یعنی گاهی وقتا شما سنتون میره بالا، یه عمر زیست شناس بودی تصمیم میگیری حالا بیا این کارو کنی، فیزیکدان بودی، و این خیلی خوبه که آدم، من خصوصا با سیستم آموزشی ما که مثلا من خودم شخصا عزیز بیزار بودم. چرا؟ چون دبیرستان یه معلمی که اصلا خودش هم بلد نبود با یه کتاب مسخره، و شما مثلا یه دفعه دو تا چیز تو یوتیوب می‌بینی، مثلا از کورس‌های دانشگاه‌ها اینا، نمیتونی از پاش پاشی بری که اصلا حتی علمش هم نداری. از اون ورش هم هست که ممکنه خیلی جذبگیر بشی، اکسایتد بشی بعد، ولی خوبه که آدم دقیقاً. و یه چیزی که مهمه اینه که وسط این داستان اگه تو 40 سالگی یه دفعه تصمیم بگیری بخوای کاری کنی و قبلش آماده نباشی، این ضرر داره. خب بهراد رفت، فکر کنم الان مکالمون به قدر طولانی شده که دیگه گوشی ها جواب نمیده. من میخوام که اگر چیزی هست بگید، مثلا فکر کنم بهراد یه بار دیگه بیارم، فکر کنم باتریش تمام شد. ولی دیگه من پرسیدم، یکی از من چون سوال پرسیده بود من جواب دادم. یک نفر پرسیده بود که چطوری بشه فهمید بنتو خوبیه یا نه. فقط بگم که اون خب در صورتی که انتخاب وجود داره، یا چند جا پذیرش گرفتید یا هنوز اپلای نکردید، میخواید ببینید با کی کنید، اسم طرف رو گوگل کنید. بخواهی لحظه بهراد، من یه اکوه میشترم چون یه لحظه میوت میکنی به من مشکل چیه. یادم رفت جفت یا آدمی بود که داشتید اسمش رو میگفتید که گوگل کنه. آره آها آره، مخصوصا تو یک سال گذشته به خاطر کووید خیلی ها سمینار آنلاین دادن، میخواید ببینید طرف مثلا خوب اصلا حرفش لهجهش رو میفهمید یا نه، طرف بهترین پژوهشگر دنیا باشه نفهمید چی داره میگه. گوگل من همیشه میگم وقتی اپلای میکنید اسم استاد رو سرچ کنید، یه ویدیو ازش پیدا کنید. من آدمایی دیدم خصوصا توی اروپا، طرف یه لهجه‌ای داره که اصلا تو نمی‌فهمی هر چی میگه. دقیقاً، ممکنه حتی خیلی خیلی پژوهشگر خوبی باشه، آدم مهربونی هم باشه، دلش بخواد کمک کنه، ولی وقتی نتونید با هم دیگه ارتباط برقرار کنید خب نمیشه. و اینکه خب مقالات دانشجوهاشو چک کنید، اینکه دانشجو چقدر تولید علمی داشته، و اینکه کلاً سعی کنید از کار طرف یه ذره سر در بیارید، بفهمید چقدر کارشو دوست دارید اصلا. حالا دیگه این که هر چقدر طرف رو بیشتر بشناسید بهتره دیگه. مثلا فرض کنید یه دانشجویی توی صنعتی اصفهان، اسمشون یادم میشم، با من تماس گرفتم، من خیلی ایمپرس شدم با این آدم. یعنی اگر یه روزی من میخوام دانشجو بگیرم و این آدم با من اپلای کنه 100% میگیرمش. این از اینکه الان همه دانشگاه‌ها سمینارشون آنلاینه داشت استفاده میکرد، توی لیسانس وصل میشد به سمینارهای فرمی لب، سمینارهای استرن، سمینارهای فلان دانشگاه توی اروپا و داشت سعی میکرد نوتینو فیزیک یاد بگیره. مثلا میومد به من با اس سوال میپرسید که فلانی کارش اینه، مثلا یا در مورد پکیج های مربوط به این رشته سوال میپرسید. خب موضوع اینه الان گوگل وجود داره، میشه همه این کارها رو کرد. لازم نیست صبر کنید ارشد دکترا برید،
بعد خب میفهمید دیگه آدم های بعد چند تا سمینار رفتن آدم های خوب این فیلد کیا هستن. یه کار ساده شمینه گوگل اسکالا رو باز کنید، مثلا بزنید نوترینو فیزیک، لیست میکنه از بالا تا پایین. بعد حالا لزوم نداره اونا که خیلی تاپن و واقعا درست حسابی باشن، شارلاتان هم ممکنه باشن، ولی شما دارید آماری به مسئله نگاه میکنید، میدونید که اینا خوبن. بعد راجع به فیزیک نظری یه خوبی وجود داره که یک عالم کورس خوب هست، کورس تخصصی. مثلا من خودم، من بی سواد قرف چیز، من تمام دوره های تئوریتیکال مینیمم ساسکین رو دیدم و مثلا اون یه بخش زیادی از ابتدای کار رو بهتون میده و بعد کورس های مثلا پریمیتر هست که فوق العاده و یک عالم کورس دیگه. توی های انرژی فیزیک خیلی اوضاع به نظرم خوبه و از این لحاظ شما میتونید حداقل ببینید که اون ادبیات عامه رایج رو حال میکنید یا نه. واسه سرچ هم همینه که میگن حتما پیپرها رو نگاه کنید، ببین پیپرهای جدید اصلا چه جوری نوشته میشن، چه مسئله رو دنبال میکنن، آیا میتونید مثلا درایو کنید این چیزایی که اینا نوشتن. و اصلا من یه چیز ساده تر میگم، من توصیه‌ام اینه که حداقل سالهای آخر لیسانس شروع کنن آرکایو رو چک کردن و اصلا اهمیت نداره. من خودم حالا لیسانس هم نبودم، ولی یه مثالش مثلا میگم، موقعی که داشتم یاد میگرفتم یه مدت من آرکایو رو هر روز باز میکردم، میدم مثلا از 20 تا مقاله 10 تاش تایتلش تی تی باره. بعد فکر میکردم تی تی بار چی؟ یعنی حداقل این میشه تو ذهنم که آقا تی تی بار هرچی هست چیز مهمه. بعد هر جا میشیدم تی تی بار گوشم تیز میشد که آه اینا چی دارن میگن. بالاخره مثلا از 20 تا حرف چه میدونم یه نصفه میفهمیدم که این چیه. این حداقل خوبیه چک کردن مقاله ها اینه، میدونی حداقل شما وقتی میبینین یه سری اسمه تکرار میشه، یعنی این چیز مهمیه که یه سری آدم دارن بهش فکر میکنن دیگه. آره این از چیه؟ دنبال هر چی میگرده ندید تا حالا اول کار میره سراغ تاپ کن. واقعا مثال خیلی خوبیه. آره این چیز مهمیه، چون گاهی وقتی یه سری مسائل مثلا ممکنه 20 سال دیگه کسی روش کار نمیکنه، بعد شما میرید مثلا خصوصا توی این عادت بعد دانشگاهی هست از سایت یه آدم باز میکنه اشته fields of interest این اینی، بعد تو میگی ایول، بعد پایینه اشته last update 1998، بعد میگی حاجی من اون موقع 4 سالم بوده چی مثلا، بعد بهش ایمیل میزنی میگه اصلا من سویچ کردم من کارا نمی کنم دیگه. این گوگل اسکالر آرکایف خوبشون اینه، دقیقا اصلا کافی نیست فقط سایتشون رو ببینیم، میخواییم 4-5 سال با هم دیگه زندگی کنید دیگه، عملا یه ذره بیشتر اطلاعات کسب کنید قبل تو رابطه. نه استاد عباس که شبیه ازدواجه خیلی خوب بود، چون من دوستایی داشتم اینجا که از دست استاد واقعا به معنای واقعی کلمه مریض شد اصلا طرف دانشجو، یعنی نمیدونم شخصیت بایپولار داشت استادش یا چی، دقیقا واقعا یه شخصیت یه مشکلی داشت استاده و هنوزم داره یعنی، و اصلا دانشجوهاشو پیر میکنه این طرف. بعد مثلا خب من استاد قبلیم اوکی بود ولی اینجوری نبود که مثلا بخوام باش حال کنم، ولی استاد جدیدم اینه که اصلا حس خوبی که به استاد داری بهت انرژی میده که کار کنی، این که به مشکل بخوری میتونی باهاش صحبت کنی، حس نمی کنی تک و تنها. اره. توی محیط غریب، منظورم کشور نیست، منظورم فیلد ریسرچه که آقا یه جا گیر کردم خاله چه خاکی تو سرم کنم. استاد و شخصیت این که با استاد بخوا، اصلا ممکنه آقا جفتتون آدم کاملا خوبی هستید ترکیبش با هم نمیخونه، این که استاد کی باشه و شما باشه بسازی خیلی خوبه، خیلی مهمه. حسین هاشمیو که میشناختی اونم آلمان داره. همین سمت شماست. آقا ما یه استادی داریم هفت صبح هر روز میاد و همه رو حاضری میزنه، بله اصلا کاریدور ما اینجا اینجوره که 10 صبح به قبل هیچ چراغی روشن نیست، یعنی هیچ استاد دانشجو به من یکی استاد بگه 8 صبح بیا نامه استعفا منم زنم رو میزش میگم اصلا نداریم. ما هم یه استاد اینجوری داریم که میره دقیقا حاضری ساعت 7 صبح ها میشه میره نگاه میکنه، تو طول روزم نگاه میکنه که قبل ساعت 5 نباید بری. و من استاد اینجوری که اصلا میخوای بیا میخوای نه، یا از خونه میخوای کار کن، از بیابون میخوای کار کن، چه فرقی میکنه؟ آره. کارتو بکن. آره این خیلی مهمه. یا مثلا وقت استادتون یه اخلاقایی داره که با شما مچ نیست، من مثلا خیلی ساده شنیدم خصوصا فرهنگ ما ایرانی ها که کلا همینجور پیشوز با همه چالش داره، ما یه ماجرا شنیدم که یه استادی سگشو میورد تو اتاقش
بعد این دختر خانم فوبیای سگ داشته، بعد این اینم نمیشد به این مثلا اوله خیلی سخت دادم به استاد راهنما بگی آقا سگ تو نه، بعد خارجی هم اینه ما ایرانی با سگ زره سگ این خانواده شونه یعنی چی که مثلا، و این واقعا براشون نیزره داشت جدی جدی چالش میشد، بعد خب حالا حلش کرد. این چیزا مهمه و اینا هم خیلی جاش هندونه در بسته است. بهترین راه اینه که بگردید همین دانشجو رو پیدا کنید، چیزی که زهرا میگه خیلی مهمه. آره و واقعا جوابم میدن، یعنی من خودم یادمه که اون موقعی که داشتم اپلای میکردم مثلا یه جایی میخواستم اپلای بکنم، بعد اون کسی که میخواستم باش اپلای کنم یه ذره از این مشکلا داشت. من به یکی از دانشجوهاش ایمیل زدم که آقا من میخوام اپلای کنم و اینا، شما نظرت چیه؟ این بنده خدا یعنی حتی اینقدر مرام گذاشت که گفت ببین من ایمیل نمیتونم جوابتو بدم، چون میخواست بگه که اینی مشکلا رو داره، ولی این شماره رو به من زنگ بزن با هم صحبت کنیم. بعد پای تلفن من گفت ببین نکن اصلا جوابتو بردا فرار کن اصلا. آره خصوصا که یه موقعی یکی سیایی رو میگن نکن که همه میگن به به و چه چه، یعنی استادای اسم و رسم دار، گروه های بزرگ، اینا آفتای گاهی وقتا توشون هست که آدم تا تجربه نکنه نمیفهمه خوبه که آدم نره. یکی یه سوالی پرسیده که من مهندسی هم میخوام، چند تا کتاب گرفتم، جوابش چیه؟ چی؟ من نفهمیدم سوال. من دانشجو مهندسی هم خیلی به فیزیک علاقه دارم، میخوام ارشد برم فیزیک چیکار کنم؟ کنکور فیزیک بدی. من یه چیزی جواب بدم چون قبلش هم یه ذره صحبت شد. من یه استراتژی دارم چون خودم تست شده بر خودم جواب داده و بقیه هم این کارو میکنم. من لیسانس که میخواستم بیام فیزیک، یه آشنایی داشتیم آقای دکتر شادمهری، من بابا منو برد پیش ایشون چون بابام اصلا علاقه نداشت من فیزیک بخونم، برد که این آدم منو پشیمون کنه. این بنده خدا اون 2 ساعت و نیم نشست صحبت کرد، یه دونه چیز مثبت نگفت از فیزیک. گفت پولش کمه، کار پیدا نمی‌کنی، اینجوریه اونجوری. آخرش هم گفت حالا اگه دوست داری فکر کن بهش دیگه. ولی من رفتم یه هفته فکر کردم دیدم آقا آره همه حرفای این آدم درست، ولی من نمیتونم، یعنی هر چی فکر میکنم چی دیگه نیست منو راضی کنه. آره نمیتونم آقا. من فکر میکنم باید با همه آدما این کارو کرد. یعنی شما اگه فکر میکنی 1% هر چیز دیگه تو زندگیت وجود داره که به اونم میتونی یه ذره علاقه داشته باشی، احتمال خیلی زیاد با اون خوشحال تری، چون معمولا همه چیزا از فیزیک آخر عاقبت، چون فیزیک نظری حداقل آخر عاقبت چون از نظر مالی و چیز بهتره. ولی اگه همه بهت گفتن که آقا نه یا به درد نمیخوره و واقعا حرفشون رو گوش کنی، فکر کنی بهش، نه که همینجوری ایگنور کنی، ولی تاش به این برسی که آقا من هر کاری میکنم حس میکنم که اگر این کارو نکنم به خودم مدیونم، دوستش داره، آره راضی، یعنی اسکمه، حقمه، زحممه، آره آره. در اون شرایط شما مناسب فیزیک خوندنی. آقا من این تجربه رو دارم، بذارید بگم که این واقعا من اوله من راه نمایی که بودم خواستم برم ارتش، من یکی از فامیلامون هم رفته بود و من خیلی علاقه جدی داشتم که برم کماندو بشم اینا. بعد بابای من اینجوری بود که حالا درست یه سرهنگی ارتشی یه روز پیدا کرد اومد یه لکچر نظامی طوری داد، بعد من اینجوری بودم که حالا ارتش خیلی هم جذابیت نداره، ولی این کار با فیزیکم با منم کردن، خصوصا که حالا ما هم از خانواده مثلا عجب قریب ثروتمندی نمیام، مثلا خانواده ما همه بازاری هن، همه اینجور بودن که تو میخوای بری بدبخت کنی خودتو، بیا وایسه در این مغازه، در اون مغازه، کدوم مغازه میخوای بری، بیا بارو اونجا، نمیدونم فلان میشی. بعد آخر سر بعد قشنگ نبودن راست میگه. همه الان هم خب من یه خونه من 24 متره احتمالا وقتی هم استاد بشم این 24 متر نمیشه 500 متر با یه استخر بزرگیم، یه قناعتی که آره میشه فوقش 50 متر، یه اتاق خواب داره که مثلا بتونم یه فکری کنم، احتمالا هیچ موقع نمیتونم آخر مدل بی ام و رو سوارشم، احتمالا هیچ موقع سفرهای لاکشری نمیتونم برم، ولی خب زندگی میگذره، خوشحالم که صبح که بیدار میشم فوش به خودم نمیدم و میرم دانشگاه. این ملاک زندگی منه، اگر صبح فوش نمیدی و میشه سر کار درسته. خوبیه این که آدم بره دنبال چیزی که ازش لذت میبره اینه که مثلا زهرام که فکر میکنم میگفت برای من پولش اهمیتی نداره، به خاطر اینکه شما صبح تا شب داری به کاری که دوست داری و ازش لذت میبری فکر میکنی، دیگه اصلا وقتی نه مثلا 1,000,000 دلار هم ماهی به تو حقوق بدن وقتی واسط نمیمونه بخوای اونقدر بری دنبال این که بخوای آقا ولی
من بدم من خرج میکنم من بلدم یه ذره اصلاح کنم اینو منظورم این نبود صبح تا شب فیزیک انجام میدم اتفاقا خیلی از جذابیت فیزیک نظری برای من اینه که من صبح تا شب کلی کارهای دیگه میکنم که فیزیک نیستن به من خیلی شغلم رو دوست دارم و وقت اصلی زندگی مال اونه ولی این آزادی که دارم که اون زمانی که خودم دلم میخواد رو موضوعی که دلم میخواد کار کنم به من خب این امکان رو میده که بتونم ولی در طول هفته کلاس پیانو هم برم کلاس فرانسوی من برم ورزش هم هر روز بکنم مهمونی هم برم کتاب هم بخونم فیلم هم ببینم آن نکته مهمی که اینه که فیزیک نظری میخونن همه شوانه انیشتن کرو کسیف و پچلین هم نیست اینا پشنه زندگی میکنن به خدا اینا حالا اون اینجوری بود برگرشون خوشتی پر موضوع اینه که انقدر خوشحال هستم که این کارها رو بکنم حالا آره. تو زندگی انقدر خوب هست ولی این آره این خوشحالی هم ترنده یعنی یه روزایی هست که ما هم غمگینیم یه روز هست ما اعصابم خورده یه روزی هست که کد ران نمیشه یه روزی هست که انتگرال حل نمیشه از این چیزا زیاده یه روز میرید یه سمینار یکی یه چیزی بهتون میگه ناراحت میشی درسته کاملا و برای اون زندگی که مثلا من برای خودم دوست دارم همین مقدار پولی که تو آکادمی درمیاد کافیه آرزوی دست نیافتنی ندارم که بگم خب تو سرم کاش میرفتم تو صنعت مثل این همه آدمه دیگه حقوقم 4-5 برابر میشد الان مثلا خونه چند صد متری فلان داشتم یعنی اون نیست که من رو به هیجان میاره به جاش اینکه کاری رو دوست دارم کاری رو بکنم دوستش دارم اون برام جذاب تره من همیشه میگم همین که گفتی یعنی خیلی وقتا واقعا آدم خیلی کارش جلو نمیره کارش چیز میشه مثلا من فوق یک سال روی موضوعی کار کردم شروع کردم نوشتن مقاله اسکوپ شدیم کل پروژه کنار آقا من اینو میتونم بگم الان براتون چند دقیقه خاطره اسکوپو بگو یعنی چی که بچه‌ها بدونن یعنی که یه گروهی زودتر از شما چاپ میکنه ریزالتاتون یعنی شما خیلی هیجان زده کاری کردی صبح آرکایو رو باز میکنی یعنی به نام خدا پر بعد دقیقاً چون آخر فوقم هم بود چون آخر فوقم هم بود دیگه نشد که مثلا خیلی وقتا آدم ها یه ذره بالا پایین میکنن بالاخره مشابهش مثلا سایت هم میدن میگن که فلان گروه هم چاپ کرده ما هم ریزالت ها رو داشتیم ولی من همونم چون داشتم پی اچ دی شروع میکردم دیگه کل زحمت هم پر با اینکه خیلی زحمت کشیده بودم بچه ها ما هم بخواهم تو 5 دقیقه آینده بحث رو ببندیم حالا آره. من فقط خواستم این جمله رو بگم که ولی در نهایت به بیگ پیکچر که نگاه میکنم با خودم میگم آقا تو داری پول میگیری که به عمیق‌ترین سوالات بشر فکر کنی و راضی یعنی من نمیدونم شاید این برای بقیه خیلی خوشحال کننده نباشه ولی من خیلی حس پریویلیج بودم میکنم که همچین شانسی رو دارم که بخوام به عنوان کار روزانم رو سوالایی که واسم جذاب فکر کنم ولی من یه چیزی هم بگم که سوگیری نکنید بچه ها ماها به خاطر نوع زندگی و سبک زندگی که علمی پسند بوده یا عالم از هیجانات رو تجربه نکرد من اومدم اینجا واسه اولین بار تو عمرم آخرین سری بنز رو سوار شدم و بعد یه ذره از این حرفایی که دوستان میگن فاصله گرفتم بعد من اینجا توی فنلاند خیلی عرفه که مردم قایق و کشتی شخصی دارن و من سوار اینا شدم و دیدم نه آقا اینجوری هم زندگی نیست این خوبشه از اونور مثلا خصوصا اونایی که آمریکا هستن و سیستم بهداشت درمانشون یه ذره حواس یا اونایی که ایرانن اگر شما خدای نکرده عزیزتون نیاز به یه بیماری یا یه دارو یا یه عمل یا یه چیزی پیدا کنه که شما نتونید اون هزینه‌ش رو بدید اینا براتون گران تمام میشه واسه همین به این چیز توجه کنید شما ممکنه خیلی لذت ببرید از اینکه سوالای جهان رو حل میکنید ولی پسر بچه‌تون که مجبوره با پراید 89 صبح بره مدرسه جلو دوستاش ممکنه خجالت بکشه برای همین باید به این چیزا فکر کنید یا همسر شما شاید درک متقابلی نه حالا اینو تقلب میکنم اینا همسر هم رشته خودشون میگیرن ولی واقعیت اینه که شاید مثلا این چیزا هم هست یعنی به این چیزا بزرگ به خصوص کسایی که تو تنیور ترکن تو اون 5 سال اول که خیلی تحت فشارن که پابلیش کنن چیز بکنن که بخوان جاب ثابت بگیرن خیلی شایع است که جدایی بینشون اتفاق میفته به خاطر اینکه خیلی وقت تنیور ترک اون بازه که یه استادی میاد و تحت فشاره که یه عالم استانداردها رو کسب کنه که بتونه دائمی بمونه مثلا همین تو اون موقع هم پوست خودش رو میکنه هم زنش و هم دانشجوش
فقط یه چیزی رو نمیدونم بگم اصلاح یا هشدار، فقط ایسی چون یکم حس کنم یکم بحثت بیشتر طنز بود، ولی اون تیکه که الان خونه من 25 متره ولی همین راضیم و اینا، فقط یه چیزی بگم که از اول تا آخر شما نمیتونی بگی پول مهم نیست، این که میزانش چقدر باشه فقط فرق میکنه. شما از اول تا آخر بالاخره پول آب، برق، گاز، خورد و خوراک تو که باید بتونی بدی، یه خونه که بالاخره باید بتونی داشته باشی. و یه چیزی که من تو اینجا خیلی دوست دارم، ببین این یه تیکر خیلی میترسم یه وقت بحثی نباشه که ما خوبیم، این کشور خوبه. الان مثلا من تو کانادا هم، من با یه زندگی دانشجویی قشنگ زندگی خودم رو دارم، خونه تکیه، نیاز به همخونه ندارم. انقدر یکم شما میتونی کارهای فرعی بکنی، چون مثلا ما حق 20 ساعت کار داریم، من الان دارم اون 20 ساعت هم مثلا پر میکنم، هم واسم رزومه میشه، هم آقا آدم پول دوست داره، کسی پول میتونه تا یه حدیش رفاه میاره، از یه جایی به بعدش آره دیگه واقعا نیاز نیست. وقتی شما زندگی تو داری، هزینه ها تو میدی، بیس زندگیت میگذره، از یه جایی به بعد دیگه لازم نیست، ولی تا یه جایی به شما رفاه میده، به شما آرامش میده. و مثلا این که شما یه شهری هستی که میتونی پاشی بری چرخ سواری که مثلا یه عالم منظره قشنگ داره، اینا خوبی هاشه. و اینجوری نیست که حالا شما فکر کنی که دانشجو اینجا فقط صرفاً یه حقوق بخور نمیره، نه، شما میتونی یه زندگی خوبی داشته باشی که همه چیز سر جاشه، میتونی ماشین تو داشته باشی، خونه تو داشته باشی، تفریح تو داشته باشی. اینجوری نیست، چون میگم فکر کنم اون یکی که خونه من 25 متره مثلا یکم به طنزه، ولی اینجوری نیست که واقعا فکر کنید دانشجوهای من. یکی از دوستام موضوع اینه که فقط تایید حرف شماست، خونه 25 متر خونه رایش توی اروپا، خونه رایش توی آمریکا و کانادا 60-70 متر. باز بستگی داره کدوم شهر. تو منهتن دانشجو خونه 70 متر، دانشجوی زندگی نرم داره، نه دانشجوی خیلی زندگی خفنه، نه خیلی بیچاره است خونه داره. و همینجا به نظرم جای خوبیه که جواب یکی دو نفر دیگر رو بدیم که پرسیده بودن برای فیزیک خوندن ایران یا خارج. بسم الله الرحمن الرحیم. خارج. بسم الله خارج رحمان رحیشو نه. اگر این همین خونه بودتون دقیقت همواتون رو داره ایران به این بره ببخشید اصلا خونه نه من واقعیت زندگی تلخه. من اگر دکترم میموندم 24 ساعت برای ما کار کن ولی بهت پول نمیدیم، یعنی اجازه کار نداری. تو ایران قانونا دانشجو دکترا حق نداره کار کنه، خیلی ها خب مجبورن برای کار کنن، ولی قانونی نیست کارشون، یعنی موظفن که کار نکنن. بعد بهترین جا آی پی ام، من الان نمیدونم حقوق آی پی ام چقدر، زمانی که من دانشجوی آی پی ام بودم 1,600,000 تومان بود حقوق آی پی ام. اون موقع دوستای من بودن 3-4 با هم جا. شما چند سال پیش آی پی ام بودین؟ چون از اون موقع تا حالا 2,000,000 اضافه شده. خب من 2015 دفاع کردم. خب یعنی خودتون میتونین با میزان افزایش قیمت ها و دلار رو آره افزایش خیلی بیشتر دو برابر بود. من خصوصا به کسایی که تهرانی نیستن و نمیتونن تهران بمونن توصیه میکنم که قمار نکنید و خانواده دارن، یعنی طرف متأهله نمیخواد بره توی با دو سه تا دانشجوی دیگه خونه یک خوابه اجاره کنه با هم توی یه خونه یک خوابه باشن. خب تو آمریکا هم خیلی ها میرن هم خونه میگیرن یا تو کانادا، ولی معمولا به خاطر یه ذره پول بیشتر پس انداز کنن یا پول داشته باشن. ولی موضوع اینه با هم حقوق دانشجویی چه تو اروپا چه آمریکا میشه زندگی افوردبل داشت. اگر پولت نمیرسه، من پستاکم پولم میرسه خونه یک خوابه یا دو خوابه اجاره کنن. دانشجو بودم میتونستم تو همین استودیو اجاره کنم، استودیوی 20 متری. خب هر چقدر باز رنگ هم بالاتر بشه زندگیش راحت تر میشه، فکالتیش هم میتونم با همون حقوق فکالتی خونه ویلایی چند خوابه سختدار داشته باشم، نه توی لس آنجلس، نه توی نیویورک، ولی خیلی جاهای آمریکا. آره اون قسمت شوخی کاملا شوخی نیست که خونه 5 متریه، ولی خب بسته داره کجای دنیا باشیم، ولی این کاملا حرف جدیه. از آقای بیرون ایران که حرف میزنیم بسته و پول داشتن نیست، بحث مقایسه این تو خونه ویلایی تو کجا بری بخری یا خونه که اجاره میکنی. خب دوران دانشجویی چه میدونم
یه اتاق از یه خونه چند خوابه اجاره کنی که پول بیشتر پس انداز کنی، یه خونه کاملا مستقل اجاره کنی یه محل اونورتر. بحث گرسنه بودن واقعا فرقی کرد. البته اینم بگم باز من تجربه‌ام یه ذره سخت‌تر از این چیزی بود که شما میگین، ولی اینجور نبود که لنگ نون شبم بمونم. دقیقاً من مثلا اون جایی که بودم لانگ آیلند بودم، مثلا 40 دقیقه با منهتن فاصله قیمت‌ها، ولی خیلی فرقی با منهتن نداشتم. آره آره لانگ آیلند خیلی نوست به نظر. من یه چیزی هم بگم در مورد زندگی خارج از کشور. شما بعد از چند ماهی که یعنی یک سال و خورده‌ای که دیگه گذشت، شروع میکنید خودتون رو با لوکال اون جامعه مقایسه میکنید، نه با ایران. من دانشجوی بهشتی بودم، خوابگاهم تو ولنجک بود. خب ولنجک نشینا ما دانشجوهای بهشتی رو عین چیز میدیدن، عین زامبی میدیدن گاهی وقتا. اینا چی هند اینجا آمدن، نه تیپشون به ما میخوره. و خب الان اون موقع من زیاد نمیفهمیدم، ولی خب گاهی ما هم میدیدیم که طرف هم پرش سواره، استاد من نداره، اگه هم داره از باباش بهش رسیده. بعد چون خارج از کشورم که میان این اطمان بیشتر میره، چون چیزی میگه از نخورده بگیر بده به خورده. شما میان اینجا تجربه میکنید، یکم رفاهتون میاد بالا، بعد میبینید که یه آدمی با زحمت کمتر توی شغل دیگه ای زندگیش خیلی بهتره، امکاناتش خیلی بهتره و این چیزا هم. یعنی اگر شما و این چیزی که واسه همه توی سنین مختلفا درجهش فرق، مشکلات زندگی، شرایط و این چیزا باید همه رو در نظر بگیرید و حواستون باشه که در نظر شما نمیتونید برای 50 سال آینده الانی تصمیم بگیرید. شما این زندگی رو خیلی کوتاه مدت میتونید تیون کنید، آخرش هزار تا یه جور اتفاق میفته دیگه. یعنی عباس جان ببخشید، من چون دیدم یه نفر یه دو بار هم از من پرسید که چرا برگشتی، همینجا تو تایید این حرف تو جواب سوالمون بنده خدا رو بدم. و اولا که خیلی مهمه که آدم همین که گفتی دیدش خیلی باز باشه تو هر مرحله‌ای که هست، بدونه چی کار میخواد بکنه، ولی چشش رو چیزای دیگه هم نبنده. به قول خارجی ها میگن که ماشین که یه مسیر رو از اول تا آخر میخواد بره، نور چراغش تا ته مسیر رو روشن نمیکنه، تیکه تیکه روشن میکنه ولی به آخر مسیر میرسه. خب من دلیلی که برگشتم این بود که خیلی اشتباه کردم اون موقعی که داشتم اپلای میکردم. جایی که رفتم جای خیلی خوبی بود، ولی تو زمان بدی رفتم، زمانی رفتم که استادی نبود که، یعنی اون موقعی که رفتم نمیدونستم چی کار میخوام بکنم دقیقا، فقط میدونستم که من ریاضی دوست دارم. بعد تو نقطه مناسبی در فضا زمان قرار نگرفتم. آره. فقط استاد اینجام بهم گفته بود استونی بروک یه آدمی داره به اسم آقای مایکل داگلاس که واسه من خیلی خنده‌دار بود موقعی که اسمش با این بازیگری یکیه، که خیلی استرینگ تئوریست خفنیه و تو اینجا جای خوبیه که اپلای کنی. منم اپلای کردم، گرفتم. 10 جام اپلای کردم، تنها جایی بود که گرفتم. خیلی بدم اپلای کردم، مثلا همه رو تاپ 10 زدم، استونی بروک کردن که 20 بود دیگه، به عنوان سیفتی اسکول زده بودم نکنین شما این کار رو. ولی به هر حال رفتم اونجا، تو موقعیتی قرار گرفتم که یه خورده دیدم بازتر شد، فهمیدم حالا چی کار دوست دارم بکنم، ولی اونجا اون کار رو نمی کردن الزامن. و بعد یه سری شرایط دیگه هم پیش اومد، مریض شدم، خلاصه تصمیم گرفتم که ول کنم برگردم که دوباره یه بار دیگه اپلای کنم، ولی برگشتم موندگار شدم. ولی اون مورالی که میخواستم بگم در تایید حرف تو این که من که اونجا بودم انقدر تو ذهنم بود که خب گشته بودم، یه سری چیزم پیدا کرده بودم و به نظرم خیلی خوب بود، الانم هم دارم همون کارو میکنم و اصلا ناراضی نیستم، خیلی هم خوشحالم، ولی همه آپشن‌ها رو هم کانورس نکردم. یه سری چیزا اصلا به ذهنم نمی‌رسید. مثلا یه دوستی من داشتم که اونم نتونست اونجا تو کار تئوری کار پیدا بکنه، بعد رفت سر از نوروفیزیکس در آورد یه جای به اسم کولد اسپرینگ هاربر لب، نمیدونم اسمش چقدر شما چند از مشتری من شنیدم چی سرد بهش میگن، این همون جایی که آقای کلپنر هم بوده دیگه، این کولد اسپرینگ هاربر. من همینو میگم، من مثلا اصلا اون موقع به ذهنم نرسید که همچین آپشنایی رو بهش فکر کنم. ولی بعدن دیدم که کولد اسپرینگ هاربر سینگل بیست لابراتوری این بیولوژی این دی هول ورلد، 8 نوبلیست پزشکی داره و این آدم رفته تو گروه یه آدم خیلی خفنی
و اونجا داره کار نوروفیزیکس میکنه که خیلی کار جالبی هم هست. فقط خواستم بگم که این خیلی نکته مهمیه که اگه شما مثل من شد رفتین جایی اون کاری که فکر میکردین دوست دارین انجام بدین و نتونستین پیدا کنین، یه ذره آپشنهای دیگر رو هم اکسپلور کنین، شاید اون آپشنها هم کمکتون کنه. آره واقعا خارج برای همه یکسان نیست. یک دو، همیشه بچه هایی که خارج نشینن یه روایت برای تعریف کردن بین دوستایشون که خارجن دارن، یه روایت برای کسایی که توی ایرانه. اینو جدی بگیرید. معمولا زیاد گل و بلبل ما میشنویم از کسایی که خارج زندگی میکنن، ولی ببین من خودم آدمی هم که جای شلوغ دوست دارم، واسه همین من هیچ موقع جای اپلای نمیکنم که پای تخت و شهر کلان شهر نباشه، خصوصا توی اروپا، چون هفت شب به بعد همه چی مرده است و مثلا من واقعا اذیت میشم اگر از یه جایی به بعد دیگه اینقدر همه چی خلوت باشه. روحیه شخصی من اینه که من از آی پی ام رفتم واهمه دارم، چون من دوست دارم یه جایی باشم که دانشجو لیسانس باشه، شور دانشگاه باشه، مثلا من از ریسرچ اسکول بدم میاد، من باید بیام یونیورسیتی. الانم اومدم اینجا مثلا یه سری چیزا شخصیه، من اینجوری ام، سینای جور دیگه است. من این فیلد رو میپسندم چون روحیه‌ام اینه، اصلا ربطی هم نداره به توانایی، روحیه‌ام، خلقیاتم، جایی که بزرگ شدم و هزار تا پارامتر داره. فقط مشکل الان جوانهای ایرانی اینه که تو ایران خیلی تحت فشاره و این دانشگاه شده یه سکوی خارج شدن و این میتونه تبعات. من یک عالم دوست دارم که وقتی من باشون حرف میزنم راجبه شرکت های داروسازی قرص های افسردگیشون به من، با خانواده و دوستان که حرف میزنن از تفریحات ویکندشون میگن و این چیز بدیه، یعنی بایاس وجود داره و اصلا اینا رو باید همه رو در نظر بگیرید و در نهایت ببینید که چی برای شما خود. ببخشید من چون تجربه دارم در این زمینه، میدونم طولانی هم شد، خواستم آره من نگرم به ماکس 4 ساعت هم برسیم، بگید 2-3 دقیقه بگید بریم که آره. اینستاگرام نندازتمون بیرون. آره اینو یعنی با خودتون تعارف نداشته باشید. این که میگی هست، واقعا خیلی سختی هایی هست که آدم نمیتونه فکرشو بکنه. مثلا همین مسئله چیز که میگی، بیمه که میگی، من تو آمریکا دقیقا به خاطر اینکه تابستون بود و مطمئن نبودم بیمه دارم یا نه، مریض بودم، 2 ماه نرفتم چک بکنم. آره حالم خیلی بد. فرنس اونجایی هست که جوی بیمش تموم میشه بعد. آره. این واقعا اتفاق میفته تو آمریکا. آره این واقعا برای من اتفاق افتاد و مثلا دلیل اونده ای هم که برگشتم همین بود که باید اینجا چکاپ میشدم، اونجا پول نداشتم که برم چیز. ولی با خودتون تعارف نداشته باشین، یعنی اگه دیدین سختتونه، اگه دیدین اذیتین، ترس نداشته باشین از اینکه شرایطتون رو عوض کنین. این به نظرم نکته مهمیه. آره زندگی تهش اونقدر که فکر میکنید جدی نیست. یک عالم آدم بوده که شاید از اینشتین و فایمن اینا بزرگتر، ولی یه جایی گفتن بی خیال رفتن که نه ما از اونا خبر نداریم. ما همیشه از چیزهایی خبر داریم که به یه جایی رسیدن. ما نمیدونیم چقدر آدم شکست خوردن، نمیدونیم چقدر آدم نفله شدن، بهتر بدتر. اصلا تعریف شکست اصلا فهم گوشون، شاید ممکن شکست رو ببینید که طرف تو فیزیک خیلی خفن بوده، مثلا هیچ وقت نوبل نبرده، ولی رفته یه گوشه زندگی کرده، یه زندگی خیلی خوشحال داشته، لحظه آخرم که شاید اگه در حال فوت بوده یه لبخندی رو لبش بوده و از زندگیش راضی بوده. شاید ما اسمشو شکستی یه دفعه میذاریم که اه طرف مثلا فلانی نظریه رو داشت نوبل نبرد شکست بود. نه شاید طرف اصلا واسش مهم نبوده. خیلی میگم یکم نظر گرفتن خوبه، ولی همیشه حواس با آدم باید باشه که تصمیم گیرنده نهایی خودتی و خیلی باید زیر و رو کنی زندگی خودتو، چون فاکتورهای شخصی و ارزش‌های شخصی خیلی مهمه اون وسط. و وقتی هم تصمیم گرفتید مرد باشید، پاید تصمیمتون بیسید. اینم هنتیه که من بهتون میگم، مخصوصا جگرش سفر عشق نرو، فیزیک از اونایی که جگرش شیر میخواد. یه ذره الان اینجا میتونید زن باشید فیزیک انجام، نیست مرد باشید حتما. از اونا از خواهی میکنم، از منظورم از این استیک تو د پوینت باشید، بچسبید ول نکنید، میشه بالاخره. من همیشه یه مثالی میزنم اینو بگم خیلی تمام، تاریخ علم اگر نگاه کنید
دو مدل آدم هم که خیلی اسم راست دارن، یه سری مثل گاوس و نیوتون هم که انگار اینا رو خدا اصلا آفریده که بیان یه چیزایی رو حل کنن برن جلو، یعنی از بچگی نبوغ سرشار دارن. یه سری هاشون عمر میکنن میشن گاوس، یه سری هاشون مثل رامانو جان اینها یه عمر کمی میکنن میمیره، یکی دوئل میکنه میمیره، ولی خب اینا خاصه. یه سری هم مثلا مثل هیلبرت خیلی داستان زندگی جالبه که این آدم واقعا زحمت کشیده که شده هیلبرت، یعنی این گاوس نبوده، از اون جنس نابغه ها نبوده. بعد مهم اینه که آدم گاهی وقتا خودش هم نمیفهمه دقیقا کجاه، چون یه موقعی زمین نبوده که بازی کنه، مثلا باید بیای تو زمین ببینی. خلاصه که داستان مفصله، ایشالله که هر کاری میکنید قبل از هر چیزی تنتون سالم، دلتون شاد باشه، خانوادتون عزیزاتون خوشحال باشن کنارتون. زنده خیلی چیز پیچیده تریه، ما فقط تونستیم یه پنجره کوچیکشو اونم فقط توی فیزیک نظری بهتون نشون بدیم. خانم دکتر زهرا خیلی لطف کردیم، منت سر من گذاشتید، امیدوارم که بتونم بیشتر توی برنامه دیگه با هم صحبت کنیم. حالا بهرا جان شما که خیلی مرحمت کردید، دمت گرم. سینا من میگیرم شما رو از خواب بیدار کردم، ولی دمت گرم دیگه، این حق آب و گلیه که من گردنت داشتم دیگه، میتونستم زور بزنم بیدارت کنم. خیلی لطف کردید بچه ها، خیلی ممنون. این 40 نفری که وایستادن نگاه کردن، یکی پرسیده بود چرا ایمیل های این عزیزان رو نمیذارید. ببینید توی این به خاطر تمرینی حرفیه که گفتیم، دنیا اینفورمیشن و گوگل و این داستان هست. خیلی راحت اصلا یکی از راه ببینید آخه اصلا این آدمایی که ما آوردیم خب فیک نباشن، برید سرچ کنید مثلا این عباس کریمی کیه میاد اینجا چرت و پرت میگه. آقا شما این عباس کریمی مثلا من هیچ دانشگاهی این حسابش نمیکنه، برای همین اسمشون رو سرچ کنید، ایمیلشون رو پیدا میکنید، بهشون ایمیل میزنید، معمولا مردم تو یه فرصت مناسبه جواب میدن. مثلا همین خوبه که از این گوگل استفاده کنید، ایمیل خوب بزنید. آره اگر چیزی ندارید من دیگه به خدای بزرگ میسپارم تو. میتونم هم یکم از زیبایی های ده شب فنلاند بهتون نشون بدم که فنلاند وقتی میگن همش روز تابستون یعنی چی؟ یعنی بیرون ما الان این شکلیه و تا یک ساعت دیگه هم هست. من فقط خیلی تحت تاثیرم با اون 40 نفری که چرا موندید چند سال؟ چند نفر احتمالاً تعداد خوبی فیزیک نظری کار در میاد، آدم اینقدر سبر موندن دمش میگن. مرسی عبدالله، مرسی، پناه خدا، خوب و خوش باشید، روز و شبتون بخیر، هر کس یه بره. آره خدا حافظ. خدا نگهدار. خدا حافظ.